کتاب بهشت بر این هنگ دارد سفر یک جراح مغز و اصاب در زندگی پس از مرگ به نام دکتر ایبن الکساندر هزاران نفر تجربه نزدیک به مرگ اندی نیر دس داشتند اما اغلب دانشمندان بر این باورند که چنین امری غیر ممکن است دکتر الکساندر هم یکی از این دانشمندان بود دکتر الکساندر که خود جراح برجسته مغز و اعصاب است به بیماری نادری مبتلا شد و هفت روز متوالی در کما بود سپس هنگامی که پزشکان مالش امکان متوقف کردن درمان او را بررسی میکردند ناگهان چشمانش باز شد و از کما بیرون آمد او بازگشته بود بهبودی دکتر الکساندر یک معجزه پزشکی است اما معجزه واقعی سرگذشت او مربوط به جای دیگری است در مدتی که جسم او در کما بود دکتر ایبن الکساندر به ماورای این جهان سفر کرد و موجود فرشتگونه ای او را به عوالم ژرف موجودیت فرامادی هدایت کرد و او در آنجا به مشاهده و درک حضور الهی نائل شد و توانست با آن مبدع ارتباط برقرار کند قبل از این تجربه او نمیتوانست دانش خود را درباره مغز و سبشناسی با اعتقاد به بهشت خدا و یا روح تطبیق دهد اما امروز دکتر ایبن الکساندر معتقد است سلامت کامل هنگامی است که ما دریابیم خدا و روح واقعیت دارند و مرگ پایان موجودیت ما نیست بلکه یک انتقال است لازم به ذکر است که کتاب ایشون ماها در بالای فهرست پرفروشترین کتاب نیویورک تایمز قرار داشت تجربه نزدیک به مرگ دکتر ایبن الکساندر تکان دهنده ترین تجربه است که من در چهار دهه تحقیقات خود در این زمینه با آن برخورد کردم. او اثبات زنده زندگی پس از مرگ است. دکتر ریموند مودی نویسنده کتاب زندگی پس از زندگی من در آن روز به جهت ابتلا به بیماری نادری هفت روز به کما رفتم. در آن مدت تمام نئوکورتکس من سطح بیرونی مغز یعنی همان قسمتی که سبب می شود ما یک انسان باشیم از کار افتاد و عمل کردی نداشت. در واقع کاملا قایب بود. وقتی مغزتان قایب باشد، خودتان هم قایب هستید. من طی سالیان متمادی به جهت حرفم، جراح مغز و اصاب، گزارش هایی را از داستان های عجیب افراد مختلف شنیده بودم. داستان هایی در خصوص اینکه معمولا پس از ایست قلبی به سرزمین های شگفت انگیز و ناشناخته سفر کردهاند و با خیشان در گفتگو کرده و حتی خدا را هم ملاقات کردهاند. این گونه داستان ها بدون تردید شگفت انگیز بودند اما از نظر من تمامشان خیال پردازی بیش نبود. جواب اینکه چه چیز باعث می شد که این همه افراد مختلف تجربیات مربوط به جهان دیگر را بیان کنند برایم مشخص نبود. اما مطمئن بودم که بالاخره همه آنها به نحوی به مغز مربوط می شوند. در واقع تمام آگاهی هم همینطور. اگر کسی عملکرد مغزی نداشته باشد اصلا آگاهی ندارد. این وضعیت به آن جهت است که مغز قبل از هر چیز ماشینی است که اصولا آگاهی تولید می کند. وقتی این ماشین از کار بیفتد آگاهی هم متوقف می شود. اگرچه مکانیزم مغز بسیار پیچیده و ناشناخته است اما به طور خلاصه بسیار ساده و قابل فهم می باشد. سیم تلویزیون را از پریز برق بکشید. تلویزیون خاموش می شود. با اینکه از برنامه لذت می بردید ولی برای شما تمام شده است. اینها در واقع توضیحاتی هستند که من قبل از خاموش شدن مغزم به شما می دادم. در دوره کما این طور نبود که مغزم درست کار نمی کرد بلکه اصلا کار نمی کرد. من حالا معتقدم که همین امر موجب عمق و شدت تجربه نزدیک به مرگ یا NDE من شد. پانویس 3 Near Death Experience یا NDE تجربیاتی که با مرگ قریب الوقوع در ارتباطند. این تجربیات غالبا شامل جدا شدن از جسم، احساس شناور بودن در فضا، آرامش و امنیت مطلق، عبور از تونل، مشاهده نور و غیره است. این پدیده ها معمولا هنگامی روی میدهند که فرد از لحاظ بالینی مرده محسوب شود یا به مرگ نزدیک شده باشد. در متن برای روانخوانده شدن جمله گاهی NDE به صورت تجربه NDE نوشته شده است. ادامه خیلی از گزارشات NDE مربوط به مواردی است که قلب فرد برای مدتی از کار افتاده است. در آن موارد نئوکورتکس مغز موقتاً از کار می‌افتد اما معمولا دچار آسیب غیرقابل جبران و برگشت ناپذیر نمی شود به شرط آنکه جریان اکسیژن از طریق روش CPR در مدتی کمتر از حدود چهار دقیقه دوباره صورت بگیرد پانویس چهار CPR پی آر احیای قلبی ریوی ادامه اما در مورد من نیوکورتکس مغز کاملا از کار افتاده بود و به این علت از تصویر بیرون رفته بود. در نتیجه من به واقعیت جهان آگاهی وارد شده بودم که وجود آن از محدودیت های مغز فیزیکی هم کاملا مستقل بود. شاید تجربه من از خیلی جهات طوفان کامل NDE به شمار آید. از آنجا که جراح مغز و اصاب با ده ها سال سابقه تحقیق و تجربه واقعی در اتاق عمل هستم، برای قضاوت درباره واقعیت و معنای آنچه که برایم اتفاق افتاد در موقعیتی معتبرتر از حد معمول قرار دارم. نتایج تجربه غیرقابل توصیف است و نشان می‌دهد که مرگ جسم و مغز پایان آگاهی نیست و تجربیات انسان ورای مرگ هم ادامه دارد. از همه مهمتر آنکه این تجربیات تحت نظر چنان خدای اتفاق می‌افتد و ادامه می‌یابد که یکایک که ما را دوست دارد و مراقب ماست و جهان هستی و موجودات آن را برای رسیدن به هدف نهاییشان حمایت می کند. محلی که به آنجا رفتم واقعی بود. واقعیتی عینی که زندگی فعلی من در این جهان در قیاس با آن خوابگونه محسوب می شود. این بدین معنی نیست که دیگر برای زندگی کنونیم ارزشی قائل نیستم. در واقع همکنون بیشتر از هر زمان دیگری به ارزش آن واقفم و این برداشتم به آن جهت است که جهان فعلی را در مفهوم و چارچوب واقعیش می بینم. زندگی بی‌معنی نیست. اما غالباً نمی توانیم این واقعیت را از اینجا ببینیم. بدون تردید، آنچه برایم در حالت کما رخ داد، مهمترین سرگذشتی است که تا به حال گفتم و یا از این پس خواهم گفت. تعریف این ماجرا کار آسانی نیست، زیرا برای ادراک عادی ما بیگانه است. من نمی با فریاد زدن از بالای بام ماجرا را به سادگی تعریف کنم. اما از طرفی نتایجی که به آنها رسیده هم، همه بر تجزیه و تحلیل تجربیات پزشکی و آشناییم با پیشرفته ترین مفاهیم علوم مغزی و تحقیقات مربوط به آگاهی استوار است. وقتی حقیقت مربوط به این سفرم را درک کردم می که باید آن را تعریف کنم. انجام این کار با روش مناسب وظیفه اصلی زندگیم شده است. این بدان معنی نیست که حرفه پزشکی و زندگیم به عنوان جراح اعصاب را کنار گذاشتم. اما حالا که این موهبت نصیبم شده که متوجه باشم زندگی ما با مرگ جسم یا مغز پایان نمییابد وظیفه خود میدانم آنچه را که در ورای جسم و این جهان خاکی دیده ام هم برای همه تعریف کنم. به خصوص بسیار مشتاقم که این سرگذشت را برای آنهایی بازگو کنم که شاید داستانهای مشابهی را شنیدند و مایل به قبول آنها بودند. اما نهایتا نتوانستند چون این تجربیاتی را کاملا باور کنند. روی صحبت این کتاب و پیامی که در آن نهفته است بیشتر از همه خطاب به این افراد می باشد. مطلبی که برای گفتن دارم واقعیت دارد و در ردیف مهمترین مطالبی است که تا به حال شنیده و یا از این پس خواهید شنید. وقتی حالی به طبقه بالا برگشت که ببیند حالم چطور است من بیهوش شده بودم. او فکر کرده بود که خوابم برده و به همین خاطر اتاق را ترک کرد و دوباره به طبقه پایین برگشت تا با چند نفر از همکارانم تلفنی صحبت کند و درباره وضعیتم با آنها مشورت کند. حالی دو ساعت بعد با این تصور که من به اندازه کافی استراحت کرده ام دوباره به اتاق خواب برمیگردد. وقتی در را باز می کند می بیند که من هنوز درست در همان حالت قبلی روی تخت افتاده ام. وقتی نزدیکتر می آید متوجه می شود که بدنم مثل یک تکه چوب سفت و بی حرکت شده است. چراغ را روشن می کند و می بیند که بدنم به شدت می لرزد. فک پایینم به طور غیر طبیعی جلو آمده، چشمانم باز است و سیاهی چشمهایم به طور ترسناکی به طرف بالا رفته است. حالی فریاد کشید، ایبن چیزی بگو. من پاسخی ندادم. او هم فوری به اورژانس تلفن می زند. آنها در کمتر از ده دقیقه به منزل ما می رسند. مرا در آمبولانس می گذارند و با سرعت به سمت بیمارستان عمومی لینچبرگ حرکت می کنند. اگر من بیهوش نبودم، می توانستم دقیقا برای حالی توضیح دهم که در آن دقایق بحرانی که او منتظر آمبولانس بوده، بر من چه گذشته است. تشنج شدید ناشی از نوعی شک بسیار شدید به مغزم. البته من در موقعیتی نبودم که این مطالب را برایش بگویم. در هفت روز بعد فقط جسمم جلوی چشمان حالی و بقیه افراد خانواده هم حضور داشت. من هیچ خاطره ای از آنچه که در آن هفت روز رخ داده ندارم و نهایتا مجبور شدم که جزئیات آن را از این و آن بپرسم. ذهن من، روح من یا هر چیز دیگری که میخواهید بخش اصلی انسانی مرا را بنامید قایب بود. در موارد منجیت های باکتریایی، همیشه باکتری ابتدا به لایه بیرونی مغز یعنی کورتکس حمله می کند. واجه کورتکس ریشه لاتین دارد و به معنی قشر یا پوست درخت است. اگر یک پرتقال را مجسم کنید، رابطه پوست آن با خود پرتقال تصویر خوبی از اینکه کورتکس چطور قسمت های ابتدایی تر مغز را در بر میگیرد و محافظت می کند به شما خواهد داد. کورتکس مسئول عملکرد حافظه، زبان، احساسات، هوشیاری، بینایی، شنوایی و منطق است. بنابراین وقتی ارگانیزمی مثل ایکولای به مغز حمله می کند، صدمه اصلی به قسمت وارد می شود که مهمترین و حساس ترین وظایف مربوط به حفظ خصوصیات انسانی ما را بر عهده دارند. خیلی از کسانی که به مننژیت باکتریایی مبتلا می شود، در چند روز اول بیماری می میرند. کسانی که با وضعیت من یعنی عملکرد رو به کاهش مغز و اعصاب به اورژانس می رسند، فقط ده درصد شانس زنده ماندن دارند. البته حتی شانس آنها هم محدود است زیرا بسیاری از آنهایی که زنده میمانند بقیه عمرشان را در حالت نباتی گذرانند با اینکه دکتر پاتر تصور نمی کرد که من به مننژیت ایکولای مبتلا شده باشم اما احتمال میداد که بیماری هم نوعی عفونت مغزی است و به همین دلیل تصمیم به انجام پونکسیون کمری گرفت درست در همان موقعی که او به یکی از پرستارها گفت که سینی حاوی وسایل پونکسیون را بیاورد ناگهان بدنم آنچنان دچار تشنط شد که گویی تختم را به برق با فشار قوی وصل کردند من با تمام انرژی فریادی بلند و نالهی طولانی سر دادم پشتم را خم کردم و دستهایم را با شدت در هوا به هم می کوبیدم. صورتم قرمز و رکهای گردنم به طرز غیرعادی برجسته شده بودند لورا با فریاد چند نفر دیگر را به کمک طلبید و فوراً دو بعد چهار و بالاخره شش نفر دیگر آمدند تا مرا برای انجام این آزمایش به زور نگه دارند. لورا هم داروی آرامبخش بیشتری به من تزریق کرد تا بالاخره توانستند طوری مرا آرام نگه دارند که سوزن مخصوص بتواند به جای مورد نظر در نخا فرو رود. وقتی باکتری حمله می کند بدن بلا فاصله حالت دفاعی به خود می گیرد و سربازان مربوطه یعنی گلوبولهای های سفید خون را از قرارگاهشان در تهال و مغز استخان فرا میخواند و آنها را به طرف متجاوزین خارجی میفرستد تا آنها را سرکوب و دفع کنند. آنها اولین قربانیان این جنگ اساسی سلولی هستند. چون این جنگی وقتی در میگیرد که یک عنصر بیولوژیکی خارجی به بدن هجوم آورده باشد. دکتر پاتر هم به خوبی میدانست که همین گلوبول های سفید خون موجب عدم شفافیت مایع مغزی نخایی من شدهاند. دکتر پاتر خم شد و به فشار سنج خیره شد یعنی همان لوله عمودی شفاف که مایه مغزی نخایی به داخل آن میریخت او متعجب شده بود که آن مایع به جای اینکه قطره قطره بیاید ناگهان به سبب فشار خیلی زیاد به بیرون فوران کرد او با دیدن رنگ مایه نخا هم متعجب تر شد در این گونه موارد کوچکترین کدری نشانه آن است که وضع بیمار بسیار وخیم است آن چیزی که از نخواه من به بیرون فوران کرد محلولی چسبناک و سفید مایل به سبز بود مایه نخای من پر از چرک بود پزشکان معالجم لوله تنفسی را در نایم قرار دادند تا دستگاه تنفس مصنوعی کار نفس کشیدن را انجام دهد دوازده تنفس در هر دقیقه همزمان با این کار مانیتوری در اطرافم قرار دادند که جزئی ترین حرکات بدن و مغزم را که تقریبا کاملا از بین رفته بود ثبت کند از بزرگسالان معدودی که هر ساله به مننژیت باکتریایی ایکولای مبتلا می شوند به غیر از آنهایی که به علت عمل جراحی مغز یا ضربه شدید به ناحیه مغز مبتلا به این مرض شده اند غالبا به دلیل مشخصی مثل عدم کارایی در سیستم ایمنی مثلا به جهت ابتلا به اچ یا AIDS دچار این وضعیت می شوند اما در مورد من هیچ یک از این عوامل وجود نداشت که مرا مستعد ابتلا به این بیماری کرده باشد. بعضی از باکتری های دیگر ممکن است از طریق هجوم به سینوس های مجاور بینی یا گوش میانی باعث بروز مننجیت بشوند، اما ایکولای به این شیوه عمل نمی کند. فضای مربوط به نخا به نحوی از سایر اعضای بدن مجزا شده که این گونه عوامل بیرونی نمی توانند در آن نفوذ کنند. مگر آنکه جمجمه یا ستون فقرات به دلایلی مثل عفونت استیمولاتور مغزی یا استفاده از شانت مغزی توسط جراحان مغز و اعصاب سوراخ شده باشد. باکتری ایکولای که معمولا در روده ها دیده می شود، هیچ گونه تماس و دسترسی به نواحی مغز و ستون فقرات ندارد. خود من ضمن جراحی هایم صدها شانت مغزی و استیمولاتور در مغز بیماران قرار داده ام. بنابراین اگر در موقعیت اظهار نظر درباره وضعیتم بودم، حتما نظر پزشکان معالجم را که گیت شده بودند تایید می کردم و می گفتم من دچار بیماری شدم که تقریبا غیرممکن بوده به آن مبتلا شوم. از آنجا که دو نفر پزشکان معالجم هنوز نمی توانستند شواهد و علائمی که از نتایج آزمایشات به دست آمده بود را به طور قطعی قبول کنند با متخصصین بیماری های عفونی سایر مراکز پزشکی دانشگاهی معروف آمریکا هم تماس گرفتند. همه ی آنها تایید می‌کردند که آزمایشات انجام شده تماما به یک تشخیص مشترک می رسد. اما ابتلای ناگهانی به مننژیت باکتریایی ایکولای تنها رویداد عجیب پزشکی نبود که آن روز به نمایش گذاشتم. بلکه بعد از دو ساعت ناله های بلند بالاخره قبل از ترک بخش اورژانس آرام شدم. ولی دوباره نمیدانم از کجا ناگهان یک عبارت سه ای را فریاد زدم. عبارتی که بسیار واضح و روشن بود و تمام پزشکان و پرستاران حاضر در آنجا و حتی حالی هم که چندین قدم آن طرفتر ایستاده بود آن را شنیدند خدایا کمکم کن همه به طرف برانکار هجوم آوردند اما وقتی به من رسیدند دیگر هیچ گونه واکنشی از من دیده نمیشد. من هیچ خاطره ای از رویدادهای آن روز بخش اورژانس ندارم حتی فریاد زدن آن عبارت سه کلمه ای را هم به یاد نمی اما آنها آخرین کلماتی بودند که تا هفت روز بعد از زبانم خارج شده بودند فردی که به جهت ابتلا به مننژیت باکتریایی در خطر قریب الوقوع مرگ باشد مقدار گلوکوز بدنش به 20 میلی گرم در هر یک دهم لیتر مایع کاهش می‌یابد میزان گلوکوز مایع مغزی من به یک میلی گرم رسیده بود بر اساس مقیاس کمای گلاسکو میزان کمای من درجه 8 از 15 بود که حاکی از شدت آرزه مغزی بود این میزان در چند روز بعد به تدریج کاهش هم یافت که نشانگر وخیمتر شدن وضعیتم بود. در بخش اورژانس میزان آپاچی دو معیاری برای بررسی شدت بیماری و احتمال مرگ بیمار 18 از حد اکثر 71 را نشان میداد. داد. پانویس دو میزان آپاچی دو Acute Physiology and Chronic Health Evaluation که به اختصار آپاچی دو نامیده می شود. ادامه بدین معنی که امکان مردنم در اثر ابتلا به آن بیماری تقریبا سی درصد بود. اما به طور دقیقتر با در نظر گرفتن مننژیت باکتریایی گرام منفی حاد و تحلیل سریع دستگاه عصبی احتمال زنده ماندنم در لحظه‌ای که به اورژانس وارد شدم حد اکثر ده درصد بود. اگر آنتیبیوتیک های تجویز شده مؤثر واقع نمی شدند در چند روز آینده احتمال مردنم به تدریج رو به افزایش می رفت تا به 100 صد درصد برسد پزشکان سه محلول آنتیبیوتیک قوی درون وریدی به من وصل کردند و سپس مرا به خانه جدیدم یعنی اتاق بزرگ و خصوصی شماره ده در بخش مراقبت های ویژه ICU که در طبقه بالای بخش اورژانس قرار داشت منتقل کردند من به عنوان جراح دفعات متعددی به آی سی رفته بودم. در آنجا از بد احوال ترین بیماران یعنی آنهایی که نزدیک مرگ هستند نگهداری می شود. در این بخش پرسنل پزشکی می توانند همزمان به بیمار رسیدگی کنند. مشاهده پرسنلی که همه یک هدف دارند و با همکاری زیاد برای حفظ جان بیمار در شرایطی که امید چندانی به نجاتش نیست کوشش می کنند بسیار خوشایند است. من در این بخش هم سربلندی و هم ناامیدی را احساس کرده ام و این حالات بستگی داشت به اینکه آیا بیماری که برای نجاتش مبارزه می کردیم از مرگ رهایی یافته یا ما را ترک کرده است دکتر برنن و سایر پزشکان علا رقم شرایطم تا آنجا که می توانستند حالی را دلداری می دادند و در حد امکان سعی می کردند خود را مثبت نشان دهند اما خودشان چندان امیدوار نبودند در واقع خطر اینکه به زودی بمیرم بسیار جدی بود. حتی اگر زنده هم می ماندم، باکتری که به مغزم حمله کرده بود، به مقدار زیادی از کورتکس مغزم لطمه زده بود و امکان بازیابی فعالیت های پیچیده مغز را ناممکن کرده بود. هر قدر مدت بیشتری در حال کما می ماندم، احتمال آنکه بقیه عمرم دوچار حالت مزمن نباتی بشوم بیشتر میشد. به ساعت 11 و 15 دقیقه شب ایبن به بخش مراقبت های ویژه می رسد. اتومبیل خود را پارک می کند و به طرف در ورودی می رود. پیاده روی بیمارستان کم کم در حال یخ زدن بود. او به داخل بخش می آید و پرستار کشیک شب او را به اتاقم راهنمایی می کند. در آن ساعت کسانی که برای عیادت آمده بودند بیمارستان را ترک کرده بودند. او به اتاقم وارد می شود. سکوت خاصی در آنجا برقرار بود و هیچ صدایی شنیده نمیشد. به صدای آهسته دستگاه هایی که بدنم را زنده نگه می داشتند. ایبن با دیدن من در جایش می خوب می شود. او در تمام بیست سال عمرش هیچگاه مرا با بیماری به جز سرماخوردگی ندیده بود. اما حالا می دید که با وجود تمام دستگاه هایی که به من وصل بودند و هر کدام کارشان را انجام می دادند، او عملا دارد به یک جسد بیجان نگاه می کند. جسمم جلوی چشمانش بود اما پدری که میشناخت قاگب بود. به عبارت بهتر در جای دیگری بود. فصل پنجم دنیای زیرین تاریکی ولی تاریکی قابل رویت مثل قوتور شدن در گل در حالی که میتوانی از میان آن ببینی. شاید جله کسیف ولی شفاف توصیف بهتری باشد. شفاف ولی به طرزی ناشناخته تیره و تار گرفته و خفقان آگاهی ولی آگاهی بدون حافظه یا هویت مثل خوابی که می دانی در اطرافت چه میگذرد ولی برایت مشخص نیست که چه کسی یا چه چیزی هستی صدا هم به همین ترتیب زربان عمیق و موزون دور ولی محکم آنچنان که هر ضربه آن عمیقا به درون انسان نفوذ کند کمی شبیه زربان قلب فقط منسجمتر مکانیکی تر مثل صدای برخورد فلز روی فلز انگار که در نقطه دور دست آهنگری قولپیکر در زیر زمین در حال کوبیدن بر روی سندان است به قدری محکم بر روی آن میکوبد که ارتعاش صدایش به درون زمین میرود درون گل یا هر جا که هستی جسم نداشتم یا می‌توان گفت ادراکی از آن نداشتم فقط آنجا بودم در مکانی پر تپش و تاریک در آن زمانی که شاید میشد اسم آن را آغازین گذاشت ولی در زمان این رویداد این کلمه را نمی شناختم در حقیقت هیچ کلمه ای را نمی شناختم. کلماتی را که اینجا به زبان می آورم در زمان دیرتری ایجاد شدند در زمانی که پس از بازگشت به دنیا در حال نوشتن خاطراتم بودم زبان، احساسات، منطق همه ناپدید شده بودند انگار به حالتی از دوران اولیه موجودیت بازگشته بودم. به حالتی ابتدایی، مثل باکتری اولیه‌ای که بدون اطلاع من مغزم را تصرف و خاموش کرده بود. چه مدتی را در چنین دنیایی سپری کردم؟ نمیدانم. هنگامی که به مکانی می رویم که درک زمان آن به گونه نیست که در این دنیا تجربه میکنیم، توصیف دقیق احساسات در مورد آن تقریبا غیر ممکن است. در طول زمانی که آنجا بودم، احساس کردم که من یا هرچه که من در آن زمان بودم همیشه آنجا بودم و همیشه خواهم بود. چون این حالتی حد اقل در ابتدا برایم اهمیتی نداشت. نمی بایست هم اهمیت داشته باشد. چرا که این تنها حالتی بود که با آن آشنایی داشتم. چون خاطره ای از چیز بهتری نداشتم از این که آنجا بودم نگران نبودم. به یاد دارم که امکان زنده ماندن یا نماندن را تصور کردم ولی بی من فقط حس آسیب ناپذیریم را بیشتر کرد. از قوانین حاکم بر آن دنیا کاملا بیخبر بودم و عجله هم برای یادگیری آنها نداشتم. چرا خودم را به زحمت بیاندازم؟ نمیتوانم دقیقا بگویم در چه زمانی این اتفاق افتاد. اما لحظه ای فرا رسید که متوجه بعضی از اشیای پیرامونم شدم. کمی شباهت به ریشه داشتند و کمی به رکهای درون یک رحم وسیع و گلالود. درخشان به رنگ قرمز تیره و چرکین از جای دوردست از بالا به سمت پایین و به همان اندازه از آنجا به پایین تر کشیده شده بودند وقتی به آنچه که گذشته برمیگردم مثل این بود که مانند موشکور یا کرم خاکی در عمق زمین دفن شده بودم ولی می توانستم شبکه گره خورده ای از ریشه ها و درخت های اطراف را ببینم به همین دلیل وقتی که بعدها درباره این مکان فکر می کردم، نام آن را قلم روی خاکی گذاشتم. مدتها تصور می کردم که این چه بسا نوعی خاطره است. چیزی که مغزم وقتی دچار حمله ی باکتری ها شده بود آن را احساس می کرد. پس از گذشت مدت مدیدی از این ماجرا، هرقدر بیشتر درباره توضیح این احوالات فکر می کردم، معنیش برایم نامفهوم تر می شد. زیرا به تصویر کشیدن این احوالات برای کسی که خودش در چنین مکانی نبوده بسیار مشکل است. زمانی که آنجا بودم آگاهی مبهم و آشفته نبود فقط محدود بود در زمانی که آنجا بودم انسان نبودم حتی حیوان هم نبودم چیزی ما قبل و پایین تر از آنها بودم من نقطه تنها از آگاهی بودم درون دریایی فارغ از بود زمان قهوهی قرمز و بیکران هر قدر بیشتر در آنجا می ماندم، احساس آسایش کمتری می کردم. در ابتدا به حدی غرق در آن بودم که هیچ تفاوتی میان من و این عنصر یا پدیده تقریبا وحشتناک و نیمه که مرا احاطه کرده بود نمیدیدم. ولی به تدریج این حس غرق بودن عمیق، بیکران و نامحدود تبدیل به چیزی دیگر شد. حسی که من اصلا جزئی ای از این دنیای زیرین نیستم ولی به دام آن افتادم. از لابلای کسافات چهره های کریه حیوانات به صورت حبابهایی بیرون می آمد. ناله و زجه می زدند و دوباره ناپدید می شدند. گاه این نره ها تبدیل به سرودهای ضعیف و هم نوا می شدند. سرودهایی که همزمان عجیب و ترسناک بودند. انگار که زمانی همه ی آنها را میشناختم و خودم می سرودم. چون هیچ خاطره ای از موجودیت قبلی هم نداشتم، زمان برایم نامفهوم بود. ماها، سالها، ابدیت. صرف نظر از جواب آن به نقطه رسیدم که احساس قربتم کاملا بر احساس آشنایی و آرامش چیره شد. هرقدر بیشتر احساس خودیت مثل چیزی جدا از سردی، نمناکی و تاریکی اطرافم می کردم، که به صورت حباب کوچکی از میان تاریکی بیرون می آمدند نیز زشتر و ترسناکتر می شدند. زربان مرتبی که از دور به گوش می رسید نیز خشکتر و شدیدتر شد تبدیل شد به ضربه های سهمگین لشکری از کارگران زیرزمینی جنمانند که در حال انجام کاری بی انتها و به شیوهی زجرآور یک نواخت بودند. حرکات اطرافم کمتر بسری و بیشتر لامسه ای شدند. به آنچه در اطرافم می گذشت بیشتر از طریق لمس کردن آگاه می شدم تا از طریق مشاهده. چنان که موجوداتی خزنده و کرمانند با ازدهام عبور می کردند و پوست صاف یا تیغدارشان را به من می سایدند. آنگاه بویی به مشامم رسید. کمی شبیه مدفوع یا خون یا استفراغ. شاید بتوان گفت بوی بیولوژیکی ناشی از مرگ بیولوژیکی، نه حیات بیولوژیکی. با بیشتر شدن هوشیاریم وحشتم نیز بیشتر میشد. هر کس یا هر چیزی که بودم به اینجا تعلق نداشتم. باید از اینجا میرفتم. اما به کجا بروم؟ در حال این پرسش بودم که چیزی تازه در تاریکی پدیدار شد. چیزی که سرد یا مرده یا تاریک نبود، بلکه مقایر با تمام اینها بود. اگر تمام عمر هم سعی کنم، هرگز نخواهم توانست زیبایی واقعی آن وجودی که در حال نزدیک شدن به من بود را شرح دهم. در دنیایی که چه در شمال و چه در جنوب، خانواده تبدیل به چیزی کمیاب شده است، خانواده هم همیشه پشتیبان بدون قید و شرطم بودند. بعضی وقتها با حالی و بچه ها به کلیسا می رفتیم. ولی واقعیت این بود که چندین سال بود که به جز موقع کریسمس و عید پاک به ندرت به کلیسا می رفتم. البته پسرانم را تشویق می کردم که هر شب دعا بخوانند ولی هیچ وقت برایشان راهنمای معنوی نبودم و هرگز نتوانستم شک و تردیدی را که به این موضوعات داشتم از میان بردارم. با اینکه میخواستم خدا، بهشت و زندگی پس از مرگ را باور کنم ولی چندین دهه کار در محیط علمی جراحی مغز و عصاب عمیقا سبب شده بود صحت این مطالب را مورد تردید قرار دهم. علم عصب شناسی جدید حکم می کند که آگاهی، فکر، روح یا هر نام دیگری که میخواهید برای این قسمت نامرئی و ناملموس ما که واقعیت ما را تشکیل می دهد انتخاب کنید از مغز ناشی می شود. و من در درستی این موضوع تردید نداشتم. پانویس 1. علم شناسی جدید Modern Neuroscience نوروساینس جدید ادامه من هم مانند اکثر کسانی که در خدمات درمانی کار می کنند و مستقیما با بیماران در حال مرگ و خانواده هایشان سر و کار دارند طی سالیان متمادی مطالبی درباره اتفاقات غیرقابل توضیح شنیده و حتی دیده بودم. این گونه وقایع را پرونده های مجهول محسوب می کردم و آنها را با این تصور که پاسخی منطقی برایشان وجود دارد کنار می گذاشتم. البته مخالف اعتقادات فراطبیعی نبودم و در مقام پزشکی که همواره شاهد رنجهای جسمانی و عاطفی باور نکردنی است هرگز نمیخواستم احساس آرامش و امیدواری را که ایمان در انسان ایجاد می کند، انکار کنم. در حقیقت دلم میخواست که خودم هم میتوانستم کمی از آن بهرهمند شوم. اما هرچقدر سنم بالاتر می رفت احتمال آن کمتر میشد. همانند اقیانوسی که به تدریج ساحل را مف می کند با گذشت زمان جهانبینی علمیم آرام آرام توانایی پذیرش چیزی ورای آن را در خود محو می کرد. به نظر میرسد که علم به طرز بیامانی در پی فراهم آوردن علائمی است که اهمیت ما انسانها را در جهان هستی دائما به سمت صفر سوق دهد ایمان می توانست خوشایند باشد ولی علم با آنچه می تواند خوشایند باشد کاری ندارد بلکه سر و کار آن با واقعیتی است که وجود دارد من از طریق عمل کردن یاد می گیرم و علاقه مند شدن به چیزی بدون اینکه خودم بتوانم آن را حس یا لمس کنم برایم بسیار دشوار است در حقیقت چیزی که باعث شد به جراحی مغز و عصاب روی بیاورم تمایل به فهم موضوعات از طریق عمل و حس کردن بود و این که علاقمند بودم راه پدرم را دنبال کنم. مغز انسان انتظایی و اسرارآمیز و در عین حال کاملا محسوس است. زمانی که در دانشگاه دوک دانشجوی پزشکی بودم از اینکه با میکروسکوپ سلول های کشیده عصبی که اتصال سیناپسی آنها موجب آگاهی در انسان میشد را نگاه کنم لذت می بردم. همیشه علاقه زیادی به تلفیق دانش انتظاعی و ویژگی فیزیکی جراحی مغز داشتم. برای دسترسی به مغز باید با استفاده از دستگاه پرقدرتی به نام میداس رکس لایه های پوست و بافت هایی که روی جمجمه را پوشانده اند کنار زده شوند. این دستگاه پیشرفته که هزاران دلار ارزش دارد در واقع متی بیش نیست. با اینکه مرمت مغز از طریق جراحی کاری فوقالعاده پیچیده است ولی در حقیقت هیچ فرقی با تعمیر دستگاه الکتریکی بسیار ظریف ندارد این را به خوبی میدانستم که مغز هم دستگاهی است برای ایجاد پدیده آگاهی گرچه دانشمندان هنوز به طور کامل پی نبردند که چگونه نورون‌های مغزی قادر به انجام این کار هستند ولی دیری نخواهد پایید که این موضوع را کشف خواهند کرد تایید این مطلب هر روزه در اتاقهای عمل مشاهده می شود. از مغز بیماری که به سردرد مبتلا شده و آگاهیش تحلیل یافته، MRI یا تصویربرداری از طریق تشدید مغناطیسی می گیرند و تشخیص داده می شود که تومور مغزی دارد. سپس بیمار را کاملا بیهوش می کنند و تومور را بیرون می آبرند. چند ساعت بعد مریض بدون هیچ نشانه ای از سردرد آگاهیش را باز می و دوباره زندگی عادی را از سر می گیرد. این کار بسیار ساده به نظر می رسد. من این سادگی راستی مطلق و خلوص علم را تحسین می کنم. دیگر جایی برای خیال پردازی و تفکرات بیهوده باقی نمی ماند. اگر واقعیتی ملموس و قابل اعتماد باشد، پذیرفته می شود. در غیر این صورت، به کنار گذاشته می شود. این نگرش برای محپس روح و ادامه هویت و هستی ما بعد از توقف عمل کرده مغز جای بسیار ناچیزی باقی میگذارد و حتی قدم را فراتر گذاشته و جمله که بارها و بارها در کلیسا شنیده بودم را نادیده میگیرد زندگی از ملودی چرخان و دروازه از میان تاریکی چیزی پدیدار شد در حالی که به آرامی میچرخید از خودش رشته‌هایی ظریف از نوری سفید و طلایی ساطع می‌کرد در همین حال سیاهی اطرافم شروع به شکستن و محو شدن کرد. سپس صدایی تازه به گوشم خورد. صدایی زنده شبیه به باشکوه ترین، زیبا ترین و پیچیده ترین قطعه موسیقی که تا کنون شنیده بودم. آن صدا با پایین آمدن نور سفید خالصی قویتر تر می شد و کوبش ملالاور ماشینگونهی که ظاهرا تا آن هنگام تنها مونسم بود را در خود محو می کرد. نور در حالی که به دور خود میچرخید و میچرخید رشته های سفید خالص نورانی ایجاد می کرد و این طرف و آن طرف با آمیزه از رنگ طلایی گره میخورد و نزدیک و نزدیکتر میشد. سپس درست در مرکز آن نور چیز دیگری به چشمم خورد. توجه هم را متمرکز کردم تا بفهمم چه بود. گذرگاهی بود. دیگر به نوری که به آرامی در حال چرخش بود نگاه نمی کردم بلکه درون آن بودم. همین که متوجه آن شدم سریع شروع به بالا رفتن کردم سفیری به گوشم خورد و در یک آن به درون آن کشیده شدم و خودم را در دنیایی کاملا ناشناخته یافتم عجیبترین و زیباترین دنیایی که تا کنون دیده بودم دنیایی زنده، پرشور، خیره کننده، سرمست کننده و تابناک اگر تمام صفات را یکی پس از دیگری بر زبان بیاورم باز هم قادر نخواهم بود آن جهان و احساسی را که داشتم توصیف کنم. حس می کردم که در حال متولد شدن هستم. نه اینکه دوباره متولد شده باشم، فقط متولد شدم. زیر پاهایم منظره‌ای از فضای روستایی مانند قرار داشت. فضای سرسبز و خاکی مانند. آن فضا کره زمین بود. در این حال کره زمین نبود. مثل این بود که پدر و مادرت تو را به جایی ببرند که در کودکی سالها در آنجا زندگی کرده باشی. آن مکان را نمی شناسی. یا حداقل فکر می کنی که آن را نمی شناسی. اما همین که به اطرافت نگاه می کنی، چیزی تو را به سوی خودش میکشاند و متوجه می شوی که بخشی از وجودت، اعماق وجودت این محل را به خاطر میآورد و از اینکه دوباره به آنجا برگشته به وجد آمده است. بالای درختان، مزاره، چشمه ها، آبشارها و مردمی که در همه جا به چشم میخوردند پرواز میکردن بچه های را میدیدم که میخندیدند و بازی میکردند مردم دایروار می‌رقصیدند و آواز میخواندند گاهی سگی را میدیدم که مانند مردم خوشحال بود و در میان آنها میدوید مردم لباس های ساده ولی ایترنیا تجربه نزدیک به مرگ من یا اندی ای تجربه الهام بخشی بود برای کمک به ساختن دنیایی بهتر برای همه. ایترنیا وسیله است که این تغییر بنیادین را میسر میسازد. ایترنیا سازمان غیر انتفاعی آمول منفعه است اما از یک چیز کاملا مطمئن بودم. جایی که ناگهان خود را در آن یافتم کاملا واقعی بود. کلمه واقعی چیزی انتظایی را در ذهن تدایی می کند. و نمی تواند توصیفی از آنچه دیدم به دست بدهد. تصور کنید که بچه هستید و در یک روز تابستانی به سینما می روید و فیلم جالب و سرگرم کننده می بینید و از آن لذت می برید. ولی وقتی بعد از پایان فیلم از سالن سینما خارج می شوید و دوباره لطافت و تراوت یک بعد از ظهر گرم و دلپذیر تابستانی و باد ملایم و نور خورشید را بر بدنتان احساس می کنید با تعجب به خود می گویید که چرا روز به این زیبایی را در فضای تاریک سینما گذرانده اید؟ اگر این احساس را هزاران برابر شدید تر کنید، باز هم نخواهید توانست ذره ای از آنچه که من در آن مکان احساس کردم را درک کنید. نمیدانم چه مدتی در آنجا پرواز کردم. در آنجا مفهوم زمان با آنچه ما در زمین میشناسیم کاملا متفاوت است و توصیف آن مانند توصیف جنبه های دیگر آن مکان کار بسیار دشواری است. ولی در یک آن متوجه شدم که تنها نیستم. شخص دیگری پهلوی من بود. دختری زیبا با گونه های برجسته و چشمان ژرف آبی. او لباس ساده‌ای به تن داشت که همانند لباس های روستاییانی بود که از آن بالا ناظر آنان بودم. گیسوان طلایی قهوه رنگش اطراف صورت جذابش ریخته بود. ما با هم روی سطحی با طرحهای ظریف و روشن و رنگهای درخشان و توصیف نشدنی همانند بالهای پروانه حرکت می در حقیقت میلیون ها پروانه اطرافمان بودند و همچون موج وسیعی در سبزه های پایین فرو می رفتند و دوباره به بالا و اطراف ما برمیگشتند. هیچ پروانه تنها و جدا از دیگران نبود بلکه همه همانند رودخانه ای از زندگی و رنگ در آسمان در حرکت بودند ما با آرامی و حلقوار از کنار گلهای شکفته شده و شکوفه های درختان که با نزدیک شدنمان باز می شدند در حال تیران بودیم. لباس دختر ساده بود. اما رنگهایش آبی کمرنگ، نیلی، نارنجی ملاگم، گلبهی همان سرزندگی را داشت که در تک تک چیزهای اطراف به چشم می خورد. نگاهش طوری بود که اگر برای چند لحظه آن را می دیدید دنیا با تمام مسائبش ارزشمند می شد. این نگاهی عاشقانه یا دوستانه نبود نگاهی بود ورای همه اینها بالاتر از تمام عشقهایی که در دنیای خاکی میشناسیم چیزی فراتر تمام عشقها را در خود داشت ولی واقعیتر و خالص او بدون کلمات با من صحبت کرد پیامش همانند باد به درونم نفوذ می کرد و فورا میفهمیدم که حقیقت دارد همانطور که می دانستم دنیای اطرافمان حقیقی است این خیال پردازی گذرا و واهی نبود. پیامش سه بخش داشت و اگر مجبور باشم آن را به زبان خاکی خودمان بازگو کنم چون این خواهد بود. برای همیشه بسیار عزیز و محبوبی. از هیچ چیز واهمه نداشته باش. تو کاری نمی کنی که خطا محسوب شود. این پیام تمام وجودم را با احساس عجیب و تسلی بخش فرا گرفت. مانند این بود که قوانین بازی را به دستم بدهند که تمام عمر سرگرم آن بودم بدون اینکه واقعا آن را فهمیده باشم آن دختر بدون اینکه نیازی به گفتن کلمات باشد در حالی که حرفهایش در من نفوذ کرد دوباره گفت ما چیزهای بسیاری در اینجا نشانت خواهیم داد اما نهایتا برخواهی گشت از آنچه گفت تنها به یک سوال بسنده کردم کجا برمیگردم به خاطر داشته باش که الان چه کسی با تو صحبت می کند؟ من آدمی ساده و احساساتی نیستم. میدانم مرگ چیست. این احساس را که روزهای خوشی را با کسی به صحبت و شوخی بگذرانی و ناگهان در حالی که ساعتها برای زنده ماندنش تلاش کرده ای او را بی جان روی تخت بیمارستان ببینی می شناسم. نگاه غمگین و بهت زده ای عزیزانی که کسی را از دست دادند در حالی که هیچگاه تصور از دست دادنش به ذهنشان هم نمی رسید را می شناسم. من بیولوژی خود را می شناسم و با اینکه فیزیکدان نیستم ولی از آن بی اطلاع هم نیستم. به تفاوت بین خیال پردازی و واقعیت هم واقفم. ولی یقین دارم تصویر مبهم و غیرقابل قابل قبول از تجربه که سعی می کنم ارائه دهم واقعی ترین تجربه زندگی هم بود. در حقیقت تنها رقیب آن در حیطه واقعیت اتفاقی بود که بعدا رخ داد. در این زمین در میان ابرها بودم ابرهای بزرگ پف کرده صورتی سفید که به وضوح در آسمان آبی تیره نمایان میشدند. بالاتر از ابرها بی نهایت بالاتر موجوداتی به شکل گویهای شفاف و درخشان از این طرف به آن طرف آسمان در حرکت بودند و مثل کشتیهای بخار دنباله درازی را به جا می گذاشتند. بعدها وقتی خاطراتم را روی کاغذ می آوردم برای توصیف این موجودات واجه های مانند پرندگان یا فرشتگان به نظرم می رسید اما راستش را بخواهید هیچ کدام از آنها برای توصیف آن موجودات حق مطلب را ادا نمی کند فقط می توانم بگویم با هر چیز دیگری که در این عالم خاکی دیده بودم کاملا متفاوت بودند چطور بگویم؟ آنها والاتر و برتر بودند صدایی بلند و پرتنین شبیه به سرودی با شکوه از بالا به گوشم می رسید. با خودم می گفتم شاید همان موجودات بالدار این صدا را ایجاد می کنند. کمی بعد وقتی دوباره به آن فکر می کردم به نظرم می آمد که شادی آن موجودات به حدی بود که وقتی اوج می گرفتند بی اختیار این صداها از آنها برخواسته می شد. این شادی واکنشی بود از احساس شعف آنها که به شیوه دیگری نمی آن را بروز دهند. آن صداها واضح و مادی بودند. تقریبا شبیه بارانی که آن را روی بدنتان احساس می کنید اما شما را خیس نمیکند. در آن فضایی که بودم شنیدن و دیدن از یکدیگر جدا نبودند. یعنی چطور بگویم؟ من می توانستم شکوه و زیبایی اندام نقرگون آنها را بشنوم و آوای خوش و شادی آفرین سرودخانی آنها را ببینم. به نظر می آمد که در آن عالم شما نمی توانید چیزی را ببینید یا بشنوید مگر آنکه جزئی از آن بشوید و به شیوه اسرارآمیز با آن مخلوط شوید. از دیدگاه فعلی میتوانم می توانم بگویم که در آن عالم نمی توانید به چیزی نگاه کنید چون این واژه دلالت بر نوعی جدایی می کند که در آنجا وجود ندارد. همه چیز موجودیت مشخص خود را داشت اما در عین حال هر چیز هم جزئی از چیزی دیگر بود مثل نقش های غنی و در هم آمیخته فرش ایرانی یا بال های پروانه باد گرمی وزیدن گرفت درست مثل همان که در بهترین روزهای تابستان میوزد و برگ های درختان را به این طرف و آن طرف میبرد و مثل جویباری بهشتی از میان آنها میگذرد نسیمی الهی که همه چیز را تغییر داد و دنیای اطرافم را به اکتاب و ارتعاش بالاتری برد. اگرچه هنوز با محدودیت واجه ها رو برو بودم، حداقل با آن گونه‌ای که در زمین به واجه ها فکر می کنیم، بدون استفاده از واجهی از آن باد و آن حضور الهی که حس می کردم در پشت یا درون آن در حال کار است، پرسیدم اینجا کجاست؟ من کیستم؟ چرا اینجا هستم؟ هر بار که در سکوت یکی از این سوالات را میپرسیدم پاسخ آن بلا فاصله به صورت انفجاری از نور، رنگ، عشق و زیبایی مثل شکستن موج در من دمیده میشد. نکته مهم این بود که فوران این پدیده های با شکوه با تسخیر توجه هم پرسش های هم را بی جواب نمی بلکه پاسخ ها را نیز در بر داشتند ولی با کیفیتی فراسوی زبان و کلمات افکار مستقیما در من نفوذ می کردند. اما این افکار شبیه افکاری نبودند که روی کره زمین تجربه می کنیم. آنها مبهم بی اهمیت یا انتظایی نبودند. این افکار منسجم و آنی بودند. گرمتر از آتش، خیزتر از آب و به محض آنکه آنها را دریافت می کردم بلا فاصله و بدون زحمت خاصی مفاهیمی را درک می کردم که شاید درک آنها مستلزم سالهای متمادی زندگی زمینی بود. من به جلو رفتن ادامه دادم و به فضای خالی بیکرانی وارد شدم. کاملا تاریک، بی نهایت وسیع و در عین حال بی نهایت آرامش بخش. اگرچه تاریکی مطلق همه جا را فرا گرفته بود، اما به نحوی نورانی هم بود. نوری که احساس می کردم از گوی درخشانی که به من نزدیک میشد سرچشمه میگرفت این گوی مثل آواز آن موجودات فرشت مانند تقریبا زنده و ملموس بود در این میان وضعیت هم به طرز عجیبی شبیه به جنین در داخل رحم بود جنین در درون رحم شناور است اما همیشه جفت ساکت و آرام او در نزدیکش است او را تغذیه میکند و رابطه او را با مادر همیشه حاضر و در عین حال نامرئیش برقرار می کند. در این مورد مادر خدا بود. خالق مبدعی که تمام عالم هستی از او به وجود آمده است. آن وجود آنقدر به من نزدیک بود که هیچ فاصله بین خدا و خودم احساس نمی کردم. اما در عین حال می توانستم عظمت بیپایان خالق را احساس کنم. کاملا می فهمیدم که تا چه حد در مقابل او ناچیزم من گاهی به جای خدا از زمیر ام استفاده می کنم چون پس از بیرون آمدن از کما در نوشته هایم آن را به کار بردم ام آوایی بود که تلفظ آن صفتهای های دانا، توانا و عشق بیقید و شرط خدا را برایم تدائی می کرد هرچند که زبان از توصیفش قاصر است پانویس یک نویسنده گاهی به جای خالق از زمیر ام استفاده کرده است. ام برگرفته از دو حرف اول آمنیسینت به معنای دانا و آمنیپتنت به معنای توانا می باشد. ادامه متوجه شدم عظمت بیکرانی که من و ام را از هم جدا می کرد سبب شده بود که آن گوی همیشه همراه هم باشد. به نحوی که خودم هم واقعا نمی توانستم کاملا درک کنم ولی به هر حال مطمئن بودم که آن گوی مترجمی بود بین من و آن حضور فوقالعاده و شگفتانگیز که مرا احاطه کرده بود انگار می بایست در جهان بزرگتری متولد شوم و عالم هستی به منزله رحم بزرگی بود و آن گوی که هنوز فکر می به نحوی با آن دختر روی بال پروانه مربوط بود و در واقع دختر بود مرا در این فرایند راهنمایی کرد بعدها وقتی که دوباره به این دنیا بازگشتم نقل قولی از هنری واگان شاعر مسیحی قرن هفدهم توجه هم را جلب کرد که تا حدودی بیانگر آن فضا بود آن هسته مرکزی سیاه جوهرگونه ای که جایگاه الوهیت بود آن نقل قول چنین است بعضی میگویند تاریکی جرف خیره کننده ای در خدا هست که بله عینا طور است تاریکی جوهرگونه مملو از نور خیره کننده پرسش ها و پاسخ ها ادامه داشت. اگرچه هنوز در قالب زبانی که ما میشناسیم نبود، اما صدای این حضور گرم و شخصی بود. میدانم که چقدر به نظرتان عجیب خواهد آمد. آن حضور انسانها را درک میکرد و همان صفات ما را داشت، ولی در مقیاسی بینهایت وسیعتر. او کاملا مرا می شناخت و صفات و ویژگی را دارا بود که من در تمام عمرم آنها را فضیلت های انسانی و فقط انسانی تلقی می کردم. گرمی، محبت، ترحم، حتی تنز و مزاح. ام از طریق آن گوی به من گفت که نه فقط یک عالم بلکه عوالم بسیاری وجود دارد بیشتر از آنچه بتوانم تصور کنم اما عشق در مرکز تمام آنها قرار دارد شر هم در عوالم دیگر وجود دارد اما به میزان بسیار کم و ناچیز وجود شر ضروری است زیرا بدون آن اختیار غیر ممکن است و بدون اختیار پیشرفت و رسیدن به جایی که خدا برای ما در نظر گرفته میسر نیست اگرچه در دنیای خاکی ما گاهی شر مخوف و قدرتمند به نظر می آید اما در تصویر بزرگتر عشق غلبه دارد و در نهایت عشق فاتح خواهد شد من وفور حیات را در عوالم بیشماری مشاهده کردم در بعضی از آنها موجوداتی میزیستند که هوشمندی آنها به مراتب از هوشمندی انسان در کره زمین بالاتر بود. من دیدم که بودهای بالاتر بیشمار دیگری هم وجود دارند، اما تنها راه شناخت آن بودها ورود به آنها و تجربه مستقیم آنهاست. درک و شناخت آنها از بودهای پایین تر امکان پذیر نیست. قانون علت و معلول در آن عوالم برتر هم حک فرما بود، اما کیفیت آن ورای درک زمینی ما از آن هاست این جهان خاکی متعلق به ابعاد زمان و مکان که در آن زندگی می کنیم جزء کوچکی از عوالم بالاتر می باشد. به عبارت دیگر این عوالم کاملا از ما جدا نیستند زیرا همه عوالم اجزای تشکیل دهنده واقعیت الهی هستند. از آن عوالم بالاتر می توان به هر زمان و مکان در این جهان خاکی دسترسی داشت. عمر من برای بازگو کردن تمام چیزهایی که در آن عوالم بالا آموختم کافی نخواهد بود. دانشی که کسب کردم به شیوهی که در این دنیا تاریخ و ریاضی می به من آموخته نشد. در آنجا شناخت مستقیما صورت می گرفت و نیازی به تشویق و جذب شدن نداشت. دانش بدون به خاطر سپردن بلا فاصله و برای همیشه ذخیره می شد و مانند دانش عادی فراموش نمی شد. من هنوز تمام آنچه را که به من آموختند در اختیار دارم. خیلی بهتر و روشنتر از دانشی که در تمام دوران تحصیلیات گرفته بودم. البته این بدان معنی نیست که دستیابی به آن دانش کار ساده است. چون حالا که دوباره به عوالم زمینی بازگشتم، باید بتوانم با وجود محدودیت جسم و مغز فیزیکیم از آن بهره برداری کنم. اما می دانم که در من هست. من آن را احساس می کنم. گویی در وجودم نهاده شده است. برای کسی مثل من که در تمام زندگیم برای یادگیری دانش و درک آن به روش مرسوم تلاش زیادی کرده بودم کشف این سطح آموزشی پیشرفته به تنهایی کافی بود که تا مدت بسیار طولانی توشه کافی برای تفکر برایم فراهم کند اما متاسفانه برای اعضای خانواده و پزشکانم در روی زمین وضعیت کاملا متفاوت بود چیزی مرا به طرف خود کشید. نه مثل اینکه کسی بازور بازویم را بگیرد و به طرف خود بکشد، بلکه حالتی لطیف و غیر مادی. تقریبا شبیه هنگامی که خورشید پشت ابر پنهان می شود و شما بلا فاصله احساس می کنید که روحیه تان تغییر کرده است. من داشتم عقب و عقبتر میرفتم می رفتم و از هسته مرکزی دور می شدم. حالت تاریکی روشنایی آن جای خود را به چشمانداز سبز رنگ دروازه‌ای با منظره درخشان و خیر کننده می داد. من دوباره از بالا، روستاییان، درختان، نهرهای درخشان، آبشارها و همچنین نگهبانهای فرشته مانند را می دیدم. همراه همیشگی هم نیز در کنارم بود. البته او در تمام این سفر به سوی هسته مرکزی به شکل یک گوی نورانی مرا همراهی می کرد. اما حالا دوباره شکل یک انسان را به خود گرفته بود و همان لباس زیبا را بر تن داشت. با دیدن دوباره او احساس کودکی را داشتم که در سرزمین پهناور و بیگانه گم شده و ناگهان چهره آشنایی را مشاهده می کند. بودنش چه هدیه با ارزشی بود. ما چیزهای زیادی را به تو نشان خواهیم داد ولی نهایتا ناگزیر به برگشت خواهی بود. این پیام که در مرز ورودی تاریک هسته مرکزی بدون بیان کلمات در من نفوذ کرده بود حالا دوباره به یادم آمد. و الان فهمیدم که به کجا باید برگردم قلم سرزمین دید کرم خاکی همان مکانی که این سفر پرماجرا را از آنجا آغاز کرده بودم. اما این بار متفاوت بود وقتی به طرف پایین و به سمت تاریکی میرفتم به خوبی از آنچه که در آن بالاها بود آگاه بودم و دیگر مثل اولین باری که گذرم به آنجا افتاده بود احساس ترس و نگرانی نمیکردم این بار وقتی نوای با شکوه دروازه خاموش شد و کوبش زربتگونه دنیای زیرین دوباره شروع شد با اینکه شاهد آن دگرگونی ها بودم اما خودم را همانند فرد بالغ و با تجربه احساس می کردم که قبلا از مشاهده آن پدیده ها دوچار ترس شده اما دیگر دلحوره و حراسی ندارد. آن فضای تیره و تاریک چهره های ناموزونی که از میان تاریکی مثل حباب های کوچکی بیرون می آمدند و سپس ناپدید می شدند و رگه های ریشمانندی که از بالا به سوی پایین سرازیر می شدند دیگر مرا به وحشت نمی انداختند. این مرتبه بدون بیان کلمات می دانستم که دیگر به این مکان تعلق ندارم و فقط برای دیدن به آنجا آمدم. اما چرا دوباره برای دیدن به آنجا رفتم؟ جواب این معما هم به همان شیوه آنی و غیر گفتاری به من رسید. درست مشابه پاسخی که در جهان درخشان بالا دریافت کرده بودم. کم کم متوجه شدم که تمامی این ماجرا درست حالت یک سیاحت را دارد. بازدیدی از نادیدنی ها یعنی جنبه معنوی وجود. به همین جهت مثل همه سیاحت های خوب تمام سطوح و طبقات را شامل می شود. وقتی دوباره به دنیای زیرین بازگشتم در آن اوالم مبهمات زمان با مفهومی که از زمان در کره زمین می هنوز ادامه داشت. برای اینکه برداشتی جزئی یعنی بسیار جزئی از این موضوع ارائه دهم در نظر بگیرید که عامل زمان در حالت خواب و رویا چگونه عمل می کند. وقتی خواب میبینید، تشخیص موضوع قبل و بعد کار دشواری است. مثلا ممکن است در رویایتان بدانید که در صحنه بعد چه می شود، هرچند هنوز پیش نیامده باشد. زمانی را که در آنجا گذراندم تا حدودی به همان شیوه بود. اگرچه باید تاکید کنم که آنچه بر من گذشت اصلا شباهتی به حالت گیجی و ابهام خوابهای زمینی نداشت مگر در آن مراحل خیلی اولیه که هنوز در دنیای زیرین به سر می بردم. این بار چه مدت در آنجا بودم؟ واقعا نمیدانم. هیچ معیاری هم برای سنجش آن ندارم. اما میدانم که بعد از بازگشت به دنیای زیرین زمان زیادی گذشت تا متوجه شدم که واقعا نوعی کنترل در تعیین مسیرم دارم و دیگر در این دنیای زیرین به دام نیفتادم و با تلاش واقعی میتوانم دوباره به سطوح بالاتر بازگردم. در آن اعماق مهالود و تیره لحظه معینی پیش آمد که احساس کردم اشتیاق زیادی دارم که دوباره آن ملودی چرخان را بشنوم. بعد از تلاش زیادی برای به یاد آوردن آن نوت‌ها، آن موسیقی دلپذیر و گوی چرخان نورانی در میدان ادراک نمایان شدند. نواها این بار هم از ورای کسافات لزج و چسبناک به گوش می رسید و من صعود به سطوح بالاتر را آغاز کردم. به تدریج متوجه شدم که در عوالم بالا شناخت و توانایی تفکر درباره چیزی برای حرکت به سوی آن کافی است. چنان که فکر کردن به ملودی چرخان آن را پدیدار می کند. همچنین اشتیاق رسیدن به عوالم بالاتر مرا به آنجا می رساند. هر قدر بیشتر با جهان بالا آشنا می شدم، بازگشت به آنجا آسانتر می نمود. در مدتی که خارج از جسم بودم، رفت آمد از تاریکی گلالود قلم روی دیده کرم خاکی به درخشش سبزرنگ دروازه و ورود به سیاهی با ابهت و مقدس هسته مرکزی را به دفعات تجربه کردم. چند بار جواب این سوال را به درستی نمیدانم. زیرا کیفیت بود زمان در آنجا با درک ما از مفهوم زمان در این دنیا قابل قیاس نیست. اما هر دفعه که به هسته مرکزی می رسیدم، امیختر از دفعه قبل به درون آن می رفتم و فارغ از کلمات و ورای الفاظ از آموزش های بیشتری بهرمند می شدم. به همان شیوهی که تمام ارتباطات در عوالم بالاتر از اینجا صورت می گیرد. البته نه اینکه توانسته باشم تمام کائنات را چه از قلم روی دیده کرم خاکی در سفر آغازینم چه از هسته مرکزی یا سفرهای بعدی ببینم در واقع هر بار که به هسته مرکزی برمیگشتم این حقیقت برایم روشنتر می شد که پی بردن به کنه هستی چه در بود مادی و مرئی و چه در بود بسیار بسیار وسیعتر معنوی و نامرئی غیر ممکن است تا چه رسد به عوالم بیشمار دیگری که در کل عالم هستی وجود دارند و یا زمانی وجود داشتند. اما اصلا مهم نیست چون من قبلا یک چیز را آموخته بودم و آن تنها چیزی است که در تحلیل نهایی واقعاً های زهمیت است. من دانش را از همراه دوست داشتنیم روی بالهای پروانه در هنگام اولین ورودم به دروازه آموخته بودم. آن دانش شامل سه مطلب بود و اگر بخواهم یک بار دیگر کوشش کنم که آن را در قالب کلمات درآورم چون این پیام بدون کلام در من نفوذ کرد تقریبا چنین می شود عزیز و محبوبی از هیچ چیز واهمه نداشته باش تو کاری نمی کنی که خطا محسوب شود اگر بخواهم این پیام را در یک جمله خلاصه کنم چنین می شود محبوب هستی و اگر بخواهم آن را باز هم خلاصه تر کنم البته چنین می شود عشق عشق بدون تردید پایه و اساس همه چیز است. نه آن عشق انتظایی و غیر قابل درک، بلکه همان عشقی که همه میشناسیم. عشقی که با نگاه کردن به همسر و فرزندانمان یا حتی حیوانات خانگیمان در خود احساس می کنیم. خالصترین و پرقدرتترین صورت عشق که در آن نشانی از حسادت و خودخواهی نیست. عشق بی قید و شرط. این واقعیت تمام واقعیت هاست. حقیقت با شکوه همه حقیقت هایی است که در درون هر چیز که وجود دارد یا وجود خواهد داشت وجود دارد ما هیچگاه نمی توانیم حتی ذره فهم و ادراک صحیح از آن چیزی که واقعا هستیم به دست آوریم مگر آنکه به واقعیت این عشق پی ببریم و جلوه های آن در تمام رفتار و گفتارمان بروز کند حتما میگویید این چنین برداشتی علمی نیست من با شما موافق نیستم من تازه از آنجا بازگشتم و تردیدی ندارم که این نه تنها یک حقیقت احساسی عالم بلکه مهمترین حقیقت علمی آن نیز می باشد. چند سال است که درباره تجربه هم صحبت کردم و با افرادی هم که NDE داشتند یا آن را می شناسند و در این باره مطالعه اند ملاقات کردم. بنابراین به خوبی می دانم که در آن محافل واجه عشق بیغید و شرط به طور مداوم به کار می رود. اما چه تعدادی از ما به معنای واقعی آن پی برده ایم. البته میدانم که چرا در این محافل این واژه تا این حد به کار می رود. دلیلش آن است که افراد بسیاری تجربیاتی مشابه تجربه من داشتهاند و درست مثل من وقتی از سفر خود به سطوح زمینی باز می گردند می خواهند آنها را تعریف کنند اما در بند کلمات اسیرند. آن بینش ها و تجربیات ورای کلمات قرار دارند. مثل این است که فردی بخواهد رومانی را با نیمی از حروف الفبا بنویسد. مشکل اصلی بیشتر افرادی که اندی داشتند وفق دادن دوباره خود با محدودیت جهان خاکی نیست اگرچه آن هم چالش بزرگی است بلکه مشکل اصلی آنها این است که نمی با واجه هایی که در اختیار دارند کیفیت آن عشق را توصیف کنند. البته ما درونن از این موضوع آگاهیم. ما نیز همانند دروتی در فیلم جادوگر شهر آز که همیشه توانایی بازگشت به خانه را داشت از توانایی برقراری رابطه با آن قلم رو برخورداریم. فقط گاهی این توانایی را فراموش می کنیم. دلیل آن هم این است که در طول زندگیمان در قالب جسم محصور محدودیت های مغزمان هستیم. مغز ما روی سابقه تجربیاتمان درباره آن قسمت وسیعتر کائنات پرده خاصی کشیده است. همانطور که هر صبح شعاع خورشید روی ستاره ها پرده می کشد. حال در نظر بگیرید اگر هیچگاه شب نمی و ما آسمان پر ستاره را نمی دیدیم تا چه حد میدان دید و ادراکمان از جهان محدود می توانایی دید ما فقط محدود به پدیده است که فیلتر مغزمان اجازه و امکان دید آن را به ما می دهد. مغز و به خصوص قسمت چپ آن که مربوط به توانایی گفتار و منطق است یعنی آن بخشی که منشأ اقلانیت و احساس خودیت و ایگوست مانع اصلی در آگاهی و تجربیات والا و برتر ماست. من معتقدم که بشر امروزی در حال حاضر با دوران بحرانی موجودیت خود روبروست. ما احتیاج داریم که بخش بیشتری از آگاهیمان را در دورانی که روی کره زمین هستیم بازیابیم و آن هم در حالتی که مغز ما حتی قسمت چپ تحلیلگر آن کاملا به عملکرد خود مشغول باشد. علم همان علمی که من بیشتر عمرم را وقف آن کردم به هیچ وجه با پدیده هایی که در عوالم بالا تجربه کردم در تضاد نیست. اما افراد بیشماری فکر می کنند چون این دوگانگی وجود دارد و آن هم به این دلیل است که برخی از اعضای محافل علمی که خود را فقط به جهانبینی مادی محدود کرده اند اصرار دارند که علم و معنویت نمی توانند با یکدیگر همزیستی داشته باشند. این افراد در اشتباهند. هدف اصلی من از نوشتن این کتاب آن است که واقعیت بنیادینی را که همیشه وجود داشته بیشتر رواج دهم و به اطلاع عده بیشتری برسانم. جنبه های دیگری که در این کتاب آمده است مثل راز مبتلا شدنم به آن بیماری یا نحوهی که توانستم آگاهی خودم را در آن هفت روز دوران کما و در آن بوده دیگر حفظ کنم یا اینکه چطور بالاخره کاملا از آن بیماری خلاص شدم همه و همه کاملا جنبه ثانوی دارند آن احساس عشق بیقید و شرط و همچنین پذیرفته شدن که در طول سفرم تجربه کردم مهمترین کشفی است که در زندگیم انجام داده ام یا در آینده انجام خواهم داد مدت ها طول خواهد کشید تا درسهای دیگری را که آموختم به یاد آورم اما اطمینان قلبی دارم که مطرح کردن و در میان گذاشتن همان یک پیام پیام ساده ای که اغلب بچه ها به راحتی آن را میپذیرند مهمترین وظیفه است که بر عهده دارم نوعی خاص از NDE ارزش واقعی یک انسان قبل از هر چیز بستگی به این دارد که تا چه حد توانسته خودش را از قید خود آزاد کند. آلبرت اینشتین 1879 تا 1955 وقتی برای اولین بار در قلم روی دیده خاکی قرار گرفتم، آگاهیم هیچ مرکزیتی نداشت. نمیدانستم چه کسی یا چه چیزی هستم، یا حتی اصلا هستم، فقط در آنجا بودم، مثل یک واحد آگاهی. اوتور در میان فضای گلالود، تاریک و سوپمانند نیستی که آن را آغازی نبود و به نظر می آمد که پایانی هم وجود ندارد. ولی الان می دانستم. فهمیدم که جزئی از قلم روی الهی هستم و هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز نمی تواند آن را از من بگیرد. این تصور بیهوده که ممکن است روزی از خدا جدا باشیم ریشه نگرانی های ما در عالم هستی است. مداوای این نگرانی که من آن را تا حدودی در آستانه دروازه و به طور کامل در هسته مرکزی یافتم آگاهی از این حقیقت است که هیچ چیز هرگز نمیتواند ما را از خدا جدا کند همین آگاهی مهمترین چیزی است که من در تمام زندگیم آموختم و سبب شد که ترس و وحشتم از قلم روی دید کرم خاکی از میان برود و به من امکان داد که آن فضا را چنان که واقعا هست ببینم بخشی نه چندان خوشایند اما بدون تردید لازم از عالم هستی خیلی ها مثل من به آن عوالم سفر کردند اما تعجب آور آنکه اغلب آنها حتی در زمانهایی که خارج از قالب جسمانی خود به سر می بردند هنوز هویت زندگی زمینیشان را به یاد داشتند برای مثال می دانستند که اسمشان جان اسمیت، جورج جانسون یا سارا بران بوده است آنها هیچ وقت فراموش نکرده بودند که روی زمین زندگی می کردند و همیشه به یاد داشتند که اقوام زندهشان هنوز روی زمین هستند و با امید منتظر بازگشتشان می باشند. بسیاری از اوقات هم دوستان و خیشاوندانشان را که پیش از این مرده بودند دوباره ملاقات می کردند و بلافاصله آنها را می شناختند. خیلی از آنهایی که اندی داشتند خاطرات بررسی کارنامه زندگیشان را بازگو کردند. در این بررسی نحوه برخورد با سایرین و اعمال خوب یا ناپسندشان در طول زندگی هایی که داشتند را مشاهده کردند. من هیچ یک از این رویدادها را تجربه نکردم و همین حاکی از ویژگی غیرمعمول NDE من است. من در آنجا آزاد از هویت زندگی جسمانیم بودم. بنابراین هر رویداد ای که می یادآور هویت زمینیم باشد کاملا محو شده بود. میدانم که وقتی میگویم در آنجا اصلا نمیدانستم چه کسی هستم و از کجا آمدم بسیار تعجب آور به نظر می رسد. آخر چطور ممکن است تمام این چیزهای فوقالعاده پیچیده و زیبا را یاد گرفته باشم یا دختری را در کنارم دیده باشم شاهد درختان پرشکوفه و, و آبشارها و روستاییان بوده باشم ولی ندانم که این من هستم ایبن الکساندر که تمام این تجربیات را داشتم چگونه ممکن است آنچه را که انجام می دادم درک کنم ولی تشخیص ندهم که در زندگی زمینی پزشک شوهر یا پدر هستم. من آن کسی نبودم که درختها، رودخانه ها و ابرها را برای اولین بار در دروازه دیده باشم، بلکه آن کسی بودم که در دوران بچگی در شهر وینستون سیلم در کارولینای شمالی بیش از سهم خودم همه این زیبایی ها را مشاهده کرده بودم. بهترین پاسخم برای حل این معما این است که وضعیت من همانند کسی بود که دچار فراموشی جزئی ولی مفید و لازمی شده باشد. کسی که بعضی از جنبه های مهم زندگیش را فراموش کرده، اما میداند که این فراموشی حتی اگر برای مدت کوتاهی هم بوده برایش مفید بوده است. حتما میپرسید فراموش کردن هویت خود زمینیم چه فایده برای من داشته است؟ جوابم این است: این حالت فراموشی موقتی به من امکان داد که بدون هیچ دغدغه خاطر به جرفای عوالم ورای عالم خاکی بروم و نگران آنچه پشت سر نباشم. در تمام مدتی که در آن عوالم بودم، فقط یک روح بودم و چیزی برای از دست دادن نداشتم. نه جایی که دلم برایش تنگ شود و نه کسانی که به خاطر از دست دادنشان اندوهگین باشم. انگار که از هیچ جا نیامده بودم و هیچ گذشته‌ای هم نداشتم. بنابراین شرایط و موقعیتم را با متانت کاملا پذیرفتم. حتی آن فضای گرفته و تیره قلم روی دیده کرم خاکی را. علاوه بر آن چون هویت فانیم را کاملا از یاد برده بودم، موهبت دسترسی به هویت واقعیم به عنوان جزئی از عالم هستی چنان که همه ما هستیم به من داده شد. تجربه هم تا حدودی مشابه حالت خواب بود که در آن حال بعضی چیزها را درباره خود به یاد دارید و بعضی جنبه های دیگر را کاملا فراموش می کنید. اما دوباره باید بگویم که این قیاس فقط تا حدودی مفید است. چون همانطور که قبلا هم تاکید کرده بودم، تجربیات مربوط به دروازه و هسته مرکزی نه تنها شباهتی به خواب نداشتند، بلکه فراواقعی و دور، بسیار دور از تصورات و خیال بافی بودند. حالا می توانم با اطمینان بگویم که از دست دادن تمام خاطرات قبلیم حتما عمدی و به منظور خاصی بوده است. به عبارت ساده تر، تصور می کنم که در قیاس با کسانی که NDE داشتند، به من امکان داده شد که مرگ سختتری داشته باشم، ولی به فضاهای عمیق‌تری سفر کنم. آنچه می گویم، ممکن است متکبرانه به نظر برسد، ولی نیت قلبیم این نیست. خواندن کتاب مربوط به NDE برای فهم سفرم در دوران کما مفید بودند. اگرچه نمی توانم ادعا کنم که علت رخ دادن تجربه ام را می دانم، اما حالا بعد از گذشت سه سال با مطالعه متون مربوط به اندی می دانم که دستیابی به سطوح برتر عالم هستی فرایندی است تدریجی و تا فرد نتواند خود را از قیدها و وابستگی های مربوط به سطحی که در آن قرار گرفته خلاص و آزاد کند به هیچ وجه نمی تواند به سطح بالاتر یا عمیقتری ارتقا یابد این موضوع برای من مشکلی را به وجود نیاورد چون در تمام دوران تجربم هیچ گونه خاطرات زمینی نداشتم که موجب نگرانی و وابستگیم باشد. تنها موقعی رنج و استراب به سراغم آمد که میبایست به زمین بازگردم. جایی که سفرم را آغاز کرده بودم. موهبت فراموشی ما باید به اختیار معتقد باشیم. انتخاب دیگری نداریم. اسحاق سینگر 1902 تا 1991 امروزه اکثر دانشمندان معتقدند که آگاهی انسان متشکل از اطلاعات دیجیتال است. داده ها از همان نوعی هستند که در کامپیوتر به کار می روند. اگرچه ممکن است چنین به نظر آید که ذرات یا بیت از این داده ها مثل تماشای شکوه غروب آفتاب، شنیدن یک سمفونی زیبا برای اولین بار، حتی عاشق شدن در مقایسه با ذرات دیگر اطلاعات که در مغز نگهداری می شود، اثر عمیقتر یا مخصوصی برایمان داشته باشند. اما این برداشت فقط وهم و خیال است. در واقع همه ذرات از کیفیت یکسانی برخوردارند. مغز ما واقعیت های بیرونی را از طریق حس دریافت و آنها را به نقش های منسجم دیجیتال تبدیل می کند. اما برداشت ما فقط یک مدل است و خود واقعیت نیست. بلکه وهم و خیال است. البته من هم چنین دیدگاهی داشتم. به خاطر دارم در دوران تحصیل در دانشکده پزشکی گهگاه شاهد مباحثاتی بودم مبتنی بر اینکه آگاهی چیزی بیش از یک برنامه کامپیوتری بسیار پیچیده نیست. در این بحث ها مطرح می شد که حدود ده میلیون نورونی که مداومن در مغز ما فعالیت می کنند توانایی دارند برای یک عمر حافظه و آگاهی تولید کنند. برای درک اینکه مغز چگونه می تواند دسترسی ما به دانش مربوط به عوالم بالاتر را مسدود کند باید در شروع لاعقل امکان این فرضیه را بپذیریم که خود مغز آگاهی را تولید نمی کند بلکه مغز نوعی ولو کاهش دهنده یا فیلتر است که آگاهی وسیعتر غیر مادی که در عوالم غیر مادی از آن برخورداریم را به میزان محدودتری در طول عمر موقتمان در اختیارمان قرار می دهد. پانویس پانویس دو ولو شیر صنعتی وسیله برای قطع و وصل و کنترل میزان جریان سیال ها در شبکه های لوله ادامه این فرایند از دیدگاه زندگی دنیای خاکی مزیت و سودمندی خاصی برایمان دارد همانطور که مغز ما در تمام لحظات بیداری انبوه اطلاعاتی که از محیط اطراف به ما میرسد را فیلتر میکند و فقط قسمت هایی که برای تنازع بقا به آن نیازمندیم را در اختیارمان قرار می دهد، به همین منوال فراموش کردن هویت فراخاکیمان به ما امکان می دهد که بتوانیم با کارایی بیشتر و موثرتری از زندگی کنونیمان در اینجا بهره‌مند شویم. درست همان گونه که در زندگی روزمرهمان انبوه اطلاعات در انجام امور وقفه ایجاد می کند، آگاهی بیش از حد از عوالم ما برای اینجا پیشرفتمان را کندتر خواهد کرد. اگر اطلاعات بیش از حدی درباره عوالم معنوی داشته باشیم، زندگی در روی زمین دشوارتر از آنچه هست خواهد شد. البته منظور آن نیست که نباید به عوالم بالا واقف باشیم، بلکه اگر در طول اقامتمان در روی زمین آگاهی فوق‌العاده‌ای از عظمت و وسعت آن عوالم داشته باشیم، چون این آگاهی ما را از فعالیت باز می‌دارد. با این دیدگاه که هستی معنادار است و من حالا معتقدم که کل کائنات تابع هدفمندی خاصی است، اتخاذ تصمیم صحیح با به بستن اختیار که ما از آن بهره در رویارویی با شر و بی‌عدالتی در زندگی زمینی معنا و مفهوم خیلی کمتری خواهد داشت. اگر ما مادام که در اینجا زندگی می‌کنیم، زیبایی و درخشندگی جهانی که در انتظارمان است را به یاد داشته باشیم. حتما می‌پرسید چطور تا این حد مطمئنم؟ به دو دلیل. اول اینکه همه اینها را به من نشان دادند توسط افرادی که در دروازه و هسته مرکزی به من آموزش میدادند و دوم اینکه من عملا همه آنها را تجربه کردم در آن مدتی که خارج از جسم مادیم بودم به دانش زیادی درباره ماهیت و ساختار عالم هستی دست یافتم که به طور خارق العاده ای ورای میزان فهم و درکم بود علت اینکه توانستم آن دانش را دریافت کنم شاید این بود که از مشغولیتهای های دنیاوی خلاص شده بودم و آمادگی بیشتری برای پذیرش آن داشتم. اکنون که به زندگی زمینی برگشتم و دوباره هویت جسمانیم را به یاد آورده ام، روی دانه آن دانش فرامادی دوباره پوشانده شده است، اما هنوز در من وجود دارد. من در هر لحظه می توانم آن را حس کنم، اما سالها طول خواهد کشید که آن دانه بتواند در محیط زندگی زمینی به ثمر برسد. یعنی سالها طول خواهد کشید تا بتوانم با استفاده از مغز خاکی و جسمانیم به درک آن چیزی نائل شوم که در آن عوالم بالا که از هیته مغز جسمانی آزاد بودم بلافاصله و به آسانی درک می کردم. با وجود این مطمئنم که با تلاش زیاد بخش زیادی از آن دانش برایم آشکار خواهد شد. البته واضح است که بین برداشت علمی متداول از عالم هستی و آن حقیقتی که در آنجا به من نشان دادند هنوز شکاف عمیقی وجود دارد. من هنوز هم به فیزیک و کیهانشناسی و مطالعه درباره جهان پهناور و شگفتانگیزمان علاقه مندم. ولی اکنون مفاهیم پهناور و شگفتانگیز برایم معنای کاملا متفاوتی پیدا کردند. حالا می دانم که این جهان مادی در مقایسه با عوالم معنوی و نادیدنی قطره بیش از دریای عالم هستی به شمار نمی آید. در طرز تفکر قبلیم کلمه معنوی در بحث های علمی برایم کاربردی نداشت اما حالا معتقدم که نمیتوانیم چون این کلمه ای را نادیده بگیریم. زمانی که در هسته مرکزی بودم درکم از آن چیزی که انرژی تاریک و ماده تاریک نامیده می شود و همچنین سایر اجزای پیشرفته عالم هستی بسیار روشن بود. برداشتی که تا مدتهای مدیدی بشر توانایی درک آن را نخواهد داشت. البته منظورم این نیست که می توانم آن برداشت ها را برایتان توضیح دهم زیرا هر چند که به نظر ضد و نقیض می آید خودم هم هنوز در فرایند فهم آن مفاهیم هستم شاید بهترین شیوه توصیف آن قسمت از تجربم این باشد که بگویم در آنجا از پیش درآمد دانش وسیعتر دیگری بهره شدم پیش درامدی که فکر می کنم در آینده تعداد بیشتری از افراد بشر بتوانند به آن دست یابند اما منتقل کردن آن دانش مثل این است که میمونی فقط برای یک روز تبدیل به انسان بشود و در آن روز تمامی شگفتی های دانش انسانی را تجربه کند آن وقت دوباره نزد دوستان میمون خود بازگردد و بخواهد برای آنها احساس ناشی از دانستن زبانهای لاتین مختلف حساب و عجایب جهان را توضیح دهد در آن عالم بالا وقتی سوالی به ذهنم می رسید جواب آن نیز همزمان برایم روشن می شود. مثل گلی که همراه آن پدیدار شود همانطور که ذرات ماده در جهان از یکدیگر جدا نیستند به همین ترتیب هیچ سؤالی وجود نداشت که جوابش را به همراه نداشته باشد زمنان این جوابها هم در یک کلمه بله یا نه خلاصه نمی شدند. تمام جوابها مفاهیم وسیعی داشتند مانند ساختاری از افکار زنده که به پیچیدگی ساختار شهرها بودند. در بعضی از موارد، جواب شامل نظرات و جنبه های بسیار وسیع و همه ای بود که یادگیری تمام آنها با توجه به محدودیت های ذهن فیزیکی مستلزم بررسی و مطالعه در زندگی های متعددی بود. اما در مورد من این محدودیت وجود نداشت چون شیوه طرز تفکر زمینی را در اینجا باقی گذاشته بودم و مانند پروانه بودم که از پیلش بیرون آمده و آزاد شده است. من کره زمین را همچون نقطه آبی کمرنگی در تاریکی وسیع فضای مادی مشاهده کردم و از آنجا می دیدم که کره زمین محلی بود که خیر و شر در هم می آمیخت و این یکی از خصوصیات منحصر به فرد آن به شمار می رفت. حتی در کره زمین هم خیر بیشتر از شر رواج دارد. اما در زمین به شر امکان داده شده نفوذش را گسترش دهد آنچنان نفوذی که به هیچ وجه در سطوح بالاتر عالم وجود امکان پذیر نیست خالق گهگاه دست بالا را به شر می دهد زیرا این وضعیت پیامد اجتناب ناپذیر اعطای حق اختیار به موجوداتی مثل ما می باشد ذرات کوچک شر در سراسر عالم پخش شده بودند اما مجموعه آنها در قیاس با خیر وفور امید و عشق بی قید و شرط چیزی بیش از دانه ای شن در ساحل وسیع دریا نبود. کاملا مشخص بود که تاروپود هستی بر مبنای عشق و پذیرش بافته شده است و هر چیزی که این خصوصیات را در خود نداشته باشد در آنجا به وضوح جایی ندارد. اما برخورداری از محبت اختیار گاهی منجر به از دست دادن و دور افتادن از آن عشق و پذیرش می شود. ما از آزادی بهرهمندیم اما محیط و شرایطی که ما را احاطه کرده میخواهد ما را به این نتیجه برساند که به هیچ وجه از آزادی برخوردار نمی باشیم. مقوله اختیار در قلم روی زمین نقشی بسیار اساسی دارد. نقشی که زمانی متوجه خواهیم شد تأثیر به سزایی در امکان صعود ما به بود بی انتهای عالم هستی داشته است. زندگی ما در این عالم پایین ممکن است ناچیز جلوه کند. چون در قیاس با عوالم دیگر و زندگی های دیگر بسیار کوچک و ناچیز است. اما در واقع زندگی در همین عالم و همین بود برای رشد و پیشرفت به سوی عالم الهی از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. موجودات عالم های بالاتر ناظر این رشد هستند. روح و گوی های درخشان. موجوداتی که آنها را در آغاز در سطحی بسیار بالاتر از سطح خودم در دروازه مشاهده کردم و معتقدم که در فرهنگ ما فرشتگان نامیده می شوند. ما موجودات معنوی هستیم و فعلا در قالب جسم و مغزی پیشرفته به سر میبریم که محصولی از کره خاکی و مقتضیات آن می باشد. ما انتخاب واقعی می کنیم. فکر واقعی کار مغز نیست. اما چنان بار آمده ایم که مغزمان را با افکاری که داریم و کسی که هستیم مربوط می دانیم. و شاید مغز هم در این فرایند نقش داشته است. ما کاملا این تشخیص را از دست داده ایم که فراتر از مغز فیزیکی و جسم مادی مادیمان هستیم و آن قسمت اصلی دیگر ما سرنوشتمان را رقم می زند یا لاعقل باید این چنین باشد. فکر واقعی ما قبل جسمیت است. این فکر پس فکریست که سبب تمام انتخاب هایی می شود که پیامدهای قطعی در امور زندگی ما دارند. فکری است که از نتیجه گیری ظاهری به دست نمی آید. به سرعت رد و برق حرکت می کند. در سطوح مختلف ارتباط ایجاد می کند و نتایج را با هم تلفیق می کند. در مقایسه با این هوش درونی آزاد، فکر عادی ما در حد ناامید ای کند و سست و ناپایدار است. این نوع فکر است که سبب گرفتن توپ فوتبال در منطقه ای امتیاز می شود. فکری که منجر به کشف علمی می شود و یا آهنگی را به موسیقیدانی الهام می کند. فکری که هر چند حضورش را احساس نمی کنیم در اعماق وجود ماست و در موقعیت هایی که واقعا نیازمندیم به دادمان می رسد. فکری که در بیشتر اوقات توانایی استفاده آگاهانه از آن را نداریم و حتی باور نمی کنیم که از آن بهره من تردیدی ندارم این همان نوع فکری است که آن شب خاص وقتی چتر نجات چاک باز شد و ناگهان درست در نزدیکی من قرار گرفت دست به کار شد و جان هر دوی ما را نجات داد. پانویس شش منظور فوتبال آمریکایی است. ادامه تجربه این نوع فکر خارج از مغز مستلزم ورود به جهان ارتباطات آنی است. جهانی که در آنجا فکر عادی مثلا آن جنبه هایی که محدود به کاربرد مغز جسمانی و سرعت نور هستند رویدادی شبیه حالت خواب تلقی می شود که در آن حالت همه چیز به کندی صورت می گیرد. خود واقعی و عمیق ما کاملا آزاد است. اعمال قبلی آن را فلج نکرده اند و در قید هویت و موقعیت هم نیست. این خود ما درک می کند که ترس از جهان خاکی بی مورد است و بنابراین نیازی ندارد که از طریق شهرت، ثروت یا موفقیت خودنمایی کند. این همان خود معنوی واقعی است که همه ما نهایتاً آن را دوباره باز میابیم. اما احساس می که تا آن روز فرا برسد می بایست هر کاری که در توان ماست انجام دهیم تا بتوانیم با این جنبه اجاب انگیز خودمان در تماس و ارتباط باشیم. یعنی آن را پرورش دهیم و آن را به منصه ظهور برسانیم. این همان خودی است که اکنون هم در درون همه ما زندگی می در واقع همان خودی است که خدا میخواهد ما آنگونه باشیم. چطور می به این خود واقعی معنوی ما نزدیک تر شویم؟ از طریق عشق و شفقت. چرا؟ چون عشق و شفقت برعکس برداشت بسیاری از ما مفاهیم نامفهوم و انتظاعی نیستند. اینها مفاهیمی واقعی و ملموسند که تار و هیته معنوی را تشکیل میدهند. برای بازگشت به آن هیته می بایست شبیه آن هیته بشویم. حتی در زمانی مثل الان که گرفتار این ورته کند و ناپایدار هستیم. یکی از بزرگترین اشتباهات مردم این زمان این است که وقتی خدا را در نظر می آورند، او را فاقد هویت بشری تلقی می کنند. البته درست است که عظمت واقعی خدا ناشناخته است و حتی علم امروزی هم نتوانسته آن را اندازه گیری کند یا در محدوده ادراک بیاورد. اما هرچند زد و نقیز به نظر می رسد، ام هم به نوعی بشرگونه است، حتی بشرگونه تر از آنچه من و شما هستیم. ام وضعیت بشر را خیلی بهتر و امیختر از آنچه که ما تصور می کنیم درک می کند و با ما هم دردی می کند. دلیلش هم این است که ام میداند ما چه چیزی را فراموش کرده ایم و تشخیص می دهد که چه بار سنگینی بر شانه کسی است که حضور الهی را حتی برای یک لحظه فراموش کرده باشد. چاه همسرم حالی با دوستمان سیلویا برای اولین بار در دهه 1980 آشنا شد. در آن زمان هر دوی آنها در دبیرستان راونزکرافت واقع در شهر رالی در ایالت کارولینای شمالی تدریس می کردند. در همان ایام حالی دوست صمیمی دیگری نیز به نام سوزان رنجس داشت. سوزان حالت روشنبینی خاصی داشت ولی این موضوع هیچگاه سبب نشد احساسم را نسبت به او تغییر دهم. از نظر من سوزان فردی استثنایی و خاص بود. البته کارهایی که میکرد کرد کاملا بیرون از محدوده دیدگاه یک جراح مغز و اصاب بود. او همچنین مدیوم یا واسطه روحی بود و کتابی هم در این زمینه با عنوان چشم سوم باز منتشر کرده بود که حالی علاقه زیادی به آن داشت. یکی از فعالیت شفابخشی سوزان برقراری تماس روحی برای کمک به بهبود افرادی بود که در کما بودند. روز پنجشنبه یعنی چهارمین روزی که من در کما بودم سیلویا به این فکر میافتد که از سوزان بخواهد با من تماس برقرار کند سیلویا با او در شهر چپلهیل تماس میگیرد و تلفنی وضعیتم را برایش توضیح می دهد. سپس از او میپرسد که آیا میتواند با من تماس برقرار کند؟ سوزان جواب مثبت می دهد و از سیدویا می خواهد بیماریم را برایش شر دهد. هم چند نکته مهم را به او میگوید از جمله اینکه من چهار روز است در حال کما هستم و وضعیتم بحرانی است سوزان هم در پاسخ میگوید همین مطالب برایم کافی است و سعی می کنم امشب با او تماس روحی برقرار کنم از نظر سوزان بیمار در حال کما به نوعی بین دو جهان قرار دارد یعنی نه کاملا اینجاست در عوالم زمینی و نه کاملا آنجا در عوالم روحی او همچنین معتقد است کسانی که در کما هستند هر کدام اتمسفر اسرارآمیز و خاص خود را دارند البته همانطور که قبلا هم گفته بودم این پدیده است که من هم بارها در حرفم آن را مشاهده کرده بودم اگرچه هیچ وقت آن را پدیده فراتبیعی تلقی نمی کردم. بر اساس تجربیات سوزان یکی از عواملی که موجب تمایز بیماران در حال کما می شود توانایی پذیرش ارتباط تلپاتی می باشد او مطمئن بود که در حالت مدیومی حتما میتواند با من تماس برقرار کند. سوزان بعدها برایم توضیح داد که برقراری تماس با بیمار در حال کما تا حدودی مشابه انداختن تناب در چاه آب است. هر قطع چاه امیغتر باشد تناب بلندتری لازم است تا به ته آن برسد. در این مورد هم تناب ارتباط بستگی به عمق کمای بیمار دارد. او ادامه داد وقتی سعی کردم با تو تماس بگیرم اولین چیزی که موجب شگفتیم شد آن بود که تناب خیلی پایین رفت تا به تو برسد هر قدر تناب پایین تر می رفت نگرانیم بیشتر می شد می ترسیدم آنقدر به ته چاه فرو رفته باشی که تناب به تو نرسد نتوانم به تو دست یابم و تو برگشتنی نباشی بعد از پنج دقیقه که سوزان از طریق ذهن و تناب تلپاتی پایین می رود احساس می کند که بالاخره تناب به جایی برخورد کرده است. سوزان ادامه داد مطمئن بودم که به تو دسترسی پیدا کردم و همین مطلب را به حالی هم گفتم. به او گفتم که هنوز وقت رفتن تو نرسیده و جسمت می داند که چه باید بکند. زمنن به حالی توصیه کردم که در کنار تخت تو بنشیند و این جملات را مرتبا تکرار کند. روز پنجشنبه، شنبه پرسنل میگویند که دیگر کسی به ایادت هم نیاید تا آن روز افراد زیادی برای دیدنم به آی سی می آمدند. ولی پرستارها توصیه کرده بودند که مغزم نیاز به استراحت دارد و هر قدر اطرافم خلوتتر باشد برایم بهتر است ضمنا لحن صحبت افرادی که با تلفن جویای حالم می شدند به نحو مشخصی تغییر کرده بود آنها هم به تدریج از مرز امیدواری به سمت ناامیدی رفته بودند حالی در آن روزها گاهی اوقات وقتی اطرافیان را میدیده احساس میکرده که مرا از دست داده است بعد از ظهر پنجشنبه منشی مایکل سالیوان در کلیسای سنت جان به اتاق او وارد می شود و میگوید یکی از پرستاران بیمارستان با شما کار فوری دارد مایکل گوشی را بر می دارد و پرستار از آن طرف خط می گوید، باید هرچه زودتر خودتان را به بیمارستان برسانید ایبن در حال مرگ است مایکل به عنوان کشیش قبلا هم بارها با چنین وضعیتی روبرو شده بود کشیشها هم مثل پزشکان شاهد مرگ افراد زیادی هستند و میدانند که هر یک از این موارد تا چه حد مصیبت و غم به دنبال دارد با وجود این مایکل وقتی جمله در حال مرگ را در مورد من میشنود منقلب می شود او بلافاصله تلفنی با همسرش پیچ تماس می گیرد و از او می خواهد که هم برای من و هم برای شوهرش دعا کند تا توان رویارویی با آن وضعیت را داشته باشد. سپس در هوای سرد و بارانی آن روز مایکل کوشش می کرد با وجود اشکهایی که از چشمانش روان بود و باران شدیدی که به شیشه جلوی ماشین می خورد بتواند از کلیسا تا بیمارستان رانندگی کند و خود را به موقع به آنجا برساند. وقتی مایکل به اتاق می رسد، صحنه تقریبا به همان صورتی بود که او دفعه پیش دیده بود. فیلیز کنارم نشسته بود و دستم را در دستش گرفته بود. قفسه سینم دوازده مرتبه در هر دقیقه توسط دستگاه تنفسی بالا و پایین می رفت و پرستار هم در سکوت کار خود را انجام می داد و موازه به تمام دستگاه هایی بود که به من وصل کرده بودند. در این موقع پرستار دیگری وارد اتاق می شود و مایکل می پرسد که آیا او کسی است که با دفترش در کلیسا تماس گرفته است؟ پرستار جواب می دهد. خیر من تمام روز را در همین اتاق گذراندم و وضعیت ایبن از دیشب تا به حال اصلا تغییری نکرده و من نمیدانم چه کسی به شما تلفن زده است. ساعت 11 حالی، مادرم، فیلیس و بتسی همه در اتاقم جمع شده بودند. مایکل پیشنهاد می کند که دست جمعی دعا بخوانند. همگی حتی دو پرستاری که در اتاق بودند دستهای یکدیگر را می گیرند و دور تختم می ایستند. مایکل یک بار دیگر از صمیم قلب برای سلامتیم دعا میخواند. خدایا، ایبن را به نزد ما برگردان. من میدانم که تو توانایی آن را داری. هنوز هیچ کس نمیدانست که چه کسی به مایکل خبر داده بود. اما هر کس بود کار خیری کرده بود. زیرا دعاهایی که از عالم پایین همان عالمی که سفرم را از آنجا آغاز کرده بودم می آمد، کم کم به من می رسید. فراموش کردن و به یاد آوردن اکنون دامنه هوشیاری هم وسیع‌تر شده بود تا حدی که به نظر می رسید تمامی عالم هستی را در بر می گیرد آیا هیچ وقت به آهنگی که با پارازیت زیاد از یک ایستگاه رادیویی پخش می شود گوش داده اید شما به آن کیفیت ناخوشایند عادت می کنید سپس کسی می آید و موج رادیو را تنظیم می کند و همان آهنگ را با کیفیت بهتری می شنوید و با خود می که چطور در تمام این مدت متوجه نشده بودم که کیفیت آن آهنگ های گنگ و مبهم تا این حد با اصل آن تفاوت داشته است. ذهن هم دقیقا به همین شیوه عمل می کند. افراد بشر طوری ساخته شده اند که بتوانند خود را با محیط وفق دهند. خود من هم بارها به بیمارانم گفته بودم که وقتی جسم و مغزشان با شرایط جدید وفق پیدا کند، ناراحتیشان به تدریج کاهش می یا به نظر می رسد که کاهش یافته است. اگر چیزی برای مدتی طولانی تکرار شود مغزتان یاد میگیرد که چگونه آن را نادیده بگیرد یا از کنارش بگذرد و یا اصلا آن وضعیت را طبیعی تلقی کند آگاهی محدود زمینی ما با حالت طبیعی آگاهی فاصله زیادی دارد و من همینطور که عمیقتر به سوی هسته مرکزی پیش میرفتم بیشتر متوجه این موضوع می شدم. هنوز هیچ خاطره ای از سابقه زمینی خودم نداشتم اما از این بابت نگران هم نبودم. اگرچه زندگی زمینیم را کاملا فراموش کرده بودم ولی به یاد داشتم که واقعا و حقیقتا در آنجا چه کسی هستم. من شهروندی از جهان هستی بودم. جهانی بسیار پهناور و پیچیده که در آنجا عشق فرمان روایی می کرد. به شیوهی تقریبا اسرارآمیز مطالبی که در دوران خارج از جسم کشف کردم انعکاس درسهایی بود که یک سال قبل هنگام برقراری رابطه با خانواده بیولوژیکی هم آموخته بودم. متوجه شدم که نهایتا هیچ یک از ما واقعا یتیم نیستیم. همه ما خانواده دیگری هم داریم. افرادی که مراقب ما هستند ولی موقتا آنها را فراموش کرده ایم. کسانی که اگر به سویشان برویم منتظرند ما را یاری دهند تا بتوانیم حتی زندگیمان را در این دنیا بهتر هدایت کنیم. همه ما عزیز و محبوب هستیم. هر یک از ما زیر نظر و توجه آفریننده هستیم که آنقدر ما را دوست دارد که از محدوده درک ما خارج است. این خبر بیش از این نباید پنهان بماند. فصل بیستم پایان هر بار که احساس می کردم دوباره در فضای خشن قلم روی دید کرم خاکی هستم ملودی چرخان درخشان را به یاد می آوردم و همراه با آن راه ورودم به دروازه و هسته مرکزی گشوده می شود. مدت مدیدی را با حضور فرشته نگهبانم روی بال پروانه سپری می کردم و در اعماق هسته مرکزی درسهای ابدی را از خالق و گوی نورانی می آموختم. گرچه به نظر زد و نقیز می آید، اما زمان خیلی سریع می گذشت. اما زمانی فرا رسید که به مرز دروازه رسیدم و متوجه شدم که این بار نمی توانم وارد شوم. ملودی چرخان که تا آن زمان به منزله بلیت ورودیم به آن عوالم بالاتر بود دیگر مرا به آنجا نمی برد. دروازه های بهشت برین بسته بودند. بار دیگر تاکید می کنم محدودیت کلمات که در زندگی زمینی و در قالب جسم گرفتار آن هستیم سبب شده که نتوانم حتی توصیف ناقصی از احساسم را در آن لحظه بیان کنم. به تمام دفعاتی فکر کنید که در زندگی با احساس یأس و نومیدی مواجه شده اید. تمام کمبودهایی که ما در زندگی زمینی ما تجربه می کنیم، جنبه هایی از یک کمبود بزرگ هستند، دوری از بهشت. آن روز که درهای بهشت به رویم بسته شد، چنان اندوهی وجودم را فرا گرفت که قبلا هرگز آن را تجربه نکرده بودم. احساسات و عواطف در آنجا کیفیت دیگری دارند. تمام احساسات بشری در آنجا هم هست، اما به مراتب عمیقتر و وسیعتر. احساسات در آنجا تنها درونی نیستند بلکه بازتاب بیرونی هم دارند. تصور کنید که در زندگی زمینی با تغییر روحیه وضعیت هوای بیرون هم بلا فاصله تغییر کند. فرزن قطرات اشکتان باران سیلاسایی به همراه بیاورد و خوشحالیتان بلا فاصله تمام ابرها را از آسمان براند. این مثال فقط بیانگر نمونه کوچکی از شدت و عظمت احساسات در آن عالم است. به همین دلیل معتقدم که در آنجا اصلا تمایزی بین درون و بیرون وجود ندارد. وضعیتم طوری بود که با قلب شکسته و در غم و اندوه و دلتنگی به معنای واقعی در حال غرق شدن بودم. از دیوار عظیم ابرها به سمت پایین آمدم. زمزمه‌ای در اطرافم می‌شنیدم. ولی مفهوم کلمات را نمیفهمیدم. بعد متوجه شدم که تعداد بیشماری مخلوق در ردیف متوالی و حلقوار گویی که زانو زده باشند مرا احاطه کرده اند. وقتی به آن زمان فکر می کنم، متوجه می شدم که این مخلوقات که آنها را تا حدودی میدیدم و تا حدودی حضورشان را حس می کردم، دستشان را رو به بالا دراز کرده و مشغول دعا و عبادت بودند. آنها برای من دعا می کردند. بعدها دو چهره را به خاطر آوردم که مربوط به مایکل سالیوان و همسرش پیج بودند. با اینکه فقط نیمروخشان را دیدم ولی آنها را کاملا تشخیص دادم. بعدا متوجه شدم که در همان زمان مایکل در آی سی همراه عده دیگری برایم دعا می کرده است. اما پیچ هم با اینکه در آنجا حضور نداشته برایم دعا می کرده است. این دعاها به من انرژی می دادند. شاید به دلیل همان انرژی هرچند که از بازگشت به این جهان بسیار غمگین بودم الوهیت و همراه هم در سفر بر روی بال پروانه به من قول داده بودند آنها گفته بودند که هر کجا بروم بهشت هم به همراه هم خواهد آمد بهشت بر این به شکل خالق در قالب اوم به شکل فرشته فرشته من همان دختری که روی بال پروانه بود خواهد آمد من در راه بازگشت بودم اما تنها نبودم و میدانستم که دیگر هیچگاه احساس تنهایی نخواهم کرد. با حالی و باند وارد بیمارستان شدند تا درباره وضعیتم با پزشک معالج اصلیم دکتر اسکات وید صحبت کنند. دکتر وید زمنان دوست و همسایه هم بود و حالا با مشکل ترین تصمیمی که پزشکان با آن مواجه می شوند و مربوط به بیمارانی است که به مرض مهلکی دچار شده اند کلنجار می رفت. هرقدر دوران کما طولانی تر می احتمال اینکه بقیه عمرم را در حالت نباتی پایدار بگذرانم بیشتر میشد. اگر آنتیبیوتیک ها را قطع می کردند، به احتمال زیاد مننجیت مرا من از پای در می آورد. پزشکان به این فکر افتاده بودند که شاید مسلحت باشد به مداوا ادامه ندهند تا اینکه با ادامه آن به احتمال قطعی تا آخر عمر در کما بمانم. درمان فعلی نیز هنوز تأثیری روی مننجیت نشان نمیداد. اما این ریسک وجود داشت که اگر موفق به مداوای مننجید شوند فقط بتوانم ماها و شاید سالها در حالت نباتی و بدون هیچ عکس عمل حیاتی زندگی کنم حالتی که کیفیت زندگیم را به میزان صفر میرساند زمان جلسه فرا میرسد هالی و سیلویا به دفتر دکتر وید میروند او با چهره گرفته و نه چندان خوشرو به آنها تعارف میکند که روی صندلی بنشینند سپس شروع به صحبت می کند. من و دکتر برنن با متخصصین دانشکده های پزشکی دوک، دانشگاه ویرجینیا و بومنگری کنفرانس های تلفنی متعددی داشته ایم. همه ای آنها معتقدند که وضعیت ایبن امیدوار کننده نیست. اگر در دوازده ساعت آینده بهبودی واقعی مشاهده نشود، احتمال قطع آنتیبیوتیک را در نظر خواهیم گرفت. در واقع، یک هفته در حال کما همراه با مننژیت حاد باکتریایی انتظار بهبود وضعیت او را تقریبا غیرممکن کرده است. ضمناً با توجه به عواقب احتمالی ادامه درمان شاید بهتر باشد که بگذارین طبیعت مسیر خود را دنبال کند. حالی با لحن اعتراضآمیز می گوید اما من دیروز متوجه شدم که پلکایش تکان میخورد. واقعا میگویم به نظر می رسید که او سعی می کند چشمانش را باز کند. من از چیزی که دیدم مطمئنم. دکتر وید در پاسخ می گوید من تردیدی در آنچه که دیده اید ندارم. تعداد گلوبول های سفید خونش هم کاهش یافته است. همه اینها خبرهای خوبی هستند و من به هیچ وجه نمی خواهم این را انکار کنم. اما شما باید همه جوانب را در نظر بگیرید. ما تزریق داروی آرامبخش را به میزان قابل توجهی کم کرده ایم و او در این مرحله می بایست واکنش های عصبی خیلی بیشتری از خودش نشان دهد. قسمت تحتانی مغز او هنوز تا حدودی کار می کند اما ما بیشتر منتظر عملکرد قسمت های فوقانی هستیم که هیچ فعالیتی نشان نمی دهد. همیشه بعد از مدتی ممکن است علائمی که ظاهرا هوشیاری محسوب می شوند در اکثر بیماران در حال کما مشاهده شود. گاهی بدنشان حرکاتی را نشان می دهد که به نظر می رسد رو به بهبود می روند اما واقعا چنین نیست. در واقع این فقط عکس طبیعی ساقه مغز در حالت کما می باشد که به عنوان کمای بیدار شناخته شده و این حالت ممکن است ماهها و شاید سالها ادامه پیدا کند. تکان خوردن پلک های چشم احتمالا مربوط به همین وضعیت است. یادآوری می کنم که هفت روز متوالی در حالت کمای ناشی از مننجیت باکتریایی زمان زیادی است و چندان امیدوار کننده نیست. دکتر وید سعی می کرد با استفاده از عبارات و اصطلاحات پزشکی مطلبی را بگوید که می توانست آن را در یک جمله بیان کند. در واقع او فقط می خواست بگوید زمان آن رسیده که بگذاریم برود. فصل بیست و دوم شش چهره همانطور که پایین تر می رفتم چهره های بیشتری از درون گل و کسافت ها بیرون می زد. درست همانطور که در قلم روی دید کرم خاکی دیده بودم. اما این مرتبه چهره ها با دفعات قبل فرق داشتند. آنها چهره های انسان ها بودند، نه حیوانات. کاملا مشخص بود که چیزی می گفتند. البته نمی فهمیدم که چه می گویند. وضعیت کمی شبیه کارتون های چارلی براون بود که وقتی بزرگترها صحبت می کردند فقط صداهای نامشخصی شنیده می شد. وقتی بهتر توجه کردم دیدم که بین آنها شش چهره را می شناسم. من در میان آنها سیلویا، هالی و خواهرش پگیر را تشخیص دادم. علاوه بر آنها اسکات وید و سوزان رنجس را هم شناختم. بعدها فهمیدم که در آن شب سوزان تنها کسی بوده که کنار تختم حضور نداشته است. البته او هم به شیوه خودش در کنارم بوده چون آن شب و شب قبل از آن در خانهش در چپلهیل با من تماس روحی داشته است. بعدها با تعجب متوجه شدم که هر چند مادرم بیتی و خواهرهایم در تمام هفته آنجا حضور داشتند و ساعتها با عشق و محبت زیاد دستم را در دستشان گرفته بودند اما در بین چهرهایی که میدیدم نبودند. با اینکه استخوان زانوی پای مادرم ترک خورده بود اما به کمک عصا به بیمارستان می آمده و به نوبه خود با علاقه در کنارم می مانده است. فیلیس بتسی و جین هم در آنجا بودند ولی بعدا فهمیدم که اتفاقاً آن سه نفر در آن شب خاص در بیمارستان نبودند چهره هایی که دیده بودم متعلق به کسانی بودند که صبح هفتمین روز کمای من و یا شب قبل از آن در آنجا حضور داشتند هنگام پایین آمدن به طرف این دنیا نام یا هویت خاصی در ذهنم نبود که به آن چهره ها ارتباط دهم فقط می دانستم یا احساس میکردم که این چهره ها به دلیل نامعلومی برایم اهمیت دارند. یک چهره دیگر هم بود که مرا با نیروی خاصی به سوی خودش می کشید. ناگهان در همان حال که رو به پایین می آمدم، متوجه شدم که موجودات دروازه و هسته مرکزی که همیشه آنها را می و دوستشان داشتم تنها موجوداتی نیستند که می شناسم. در آن موقع فهمیدم که در همین دنیای پایین هم موجوداتی هستند که من آنها را می شناسم و به آنها علاقه مندم. دنیایی که با سرعت به آن نزدیک می شدم و موجوداتی که تا به حال آنها را کاملا از یاد برده بودم. این توانایی تشخیص سبب شد که توجه هم را روی آن شش چهره متمرکز کنم به خصوص روی ششمین چهره. آن چهره چقدر آشنا بود. ناگهان با تعجب آمیخته به ترس فهمیدم که آن چهره هر کس که هست به من احتیاج دارد. اگر او را ترک کنم هیچگاه تسلی نخواهد یافت و این جدایی برایش تحمل ناپذیر خواهد شد درست مثل آنچه که من هنگام بسته شدن دروازه های بهشت به رویم احساس کردم بنابراین نمی توانستم نسبت به او عهد چکنی کنم تا آن مرحله آزاد بودم و با بیخیالی از عوالم متعددی گذر می کردم مانند ماجراجویی که اصلا نگران سرنوشتش نیست عاقبت کار برایم اهمیتی نداشت حتی وقتی در هسته مرکزی بودم هیچ نگرانی یا احساس گناهی درباره اینکه کسی را معیوز کرده باشم نداشتم این یکی از اولین چیزهایی بود که وقتی همراه آن دختر زیبا سوار بر بالهای پروانه بودم آموختم یعنی همان وقتی که او به من گفت تو کاری نمی کنی که خطا محسوب شود اما حالا موقعیت فرق داشت برای اولین بار در طول سفر احساس ترس و وحشت عجیبی داشتم ترس نه برای خودم، بلکه برای آن چهره ها. به خصوص آن ششمین چهره. چهره ای که هنوز او را تشخیص نمیدادم ولی میدانستم که برایم بسیار مهم است. به تدریج جزئیات آن چهره برایم واضح می شد. تا اینکه ناگهان دیدم که او واقعا به من التماس می کند که برگردم. خطر پایین آمدن را بپذیرم و به دنیای پایین برگردم تا دوباره با او باشم. هنوز نمی توانستم کلماتی را که می گفت تشخیص دهم اما به نحوی متوجه شده بودم که می خواهد به من بگوید که در این دنیای پایین علایق و امانت دارم و هنوز به نحوی منافع من در اینجا مطرح هستند باید برمیگشتم هنوز وابستگی هایی داشتم وابستگی هایی که باید ارج بنهم و به آنها احترام بگذارم هرقدر آن چهره واضحتر میشد بیشتر پی به این تعهد می بردم و بهتر می توانستم آن چهره را تشخیص دهم. آن چهره متعلق به پسر جوانی بود. یا حالی یا باند علا رقم توصیه پزشکان پلک هایم را با دستشان باز می کردند و با چشمان بی حرکتم که شبیه چشم های عروسکی شکسته بود مواجه می شدند. اما این بار سیلویا و باند به صورت مریض احوال و بی حالم خیره می شوند. و با انکار درونی نسبت به آنچه از زبان دکتر وید شنیده بودند ناگهان با اتفاق شگفت آوری روبرو می شوند. چشمانم باز شدند. سیلویا جیغ کشید. او بعدها برایم تعریف کرد که بعد از باز کردن چشمهایم دومی شک بزرگ در آن روز این بود که بلافاصله فاصله اطراف را نگاه کردم. بالا، پایین، اینور، آنور، نگاه هم حالت فرد بالغی را نداشت که بعد از هفت روز از کما بیرون آمده است بلکه مانند نوزادی بود که تازه به این دنیا وارد شده و این طرف و آن طرف را نگاه می کند تا برای اولین بار همه چیز را ببیند در واقع برداشت سیلویا تا حدودی درست بود سیلویا بعد از اینکه از حالت شوک اولیش بیرون می آید متوجه می شود که چیزی مرا آشفته و پریشان کرده است دوان دوان به طرف حالی می رود که کنار پنجره ایستاده بود و با پسرمان صحبت می کرد. سیلویا فریاد می زند. حالی، حالی، او بیدار شده، بیدار. به ایبن بگو که پدرش برگشته است. حالی به سیلویا خیره می شود و به ایبن می گوید من تا چند دقیقه دیگر دوباره به تو تلفن می زنم. اینها می گویند پدرت از کما در آمده. حالی به سمت آی او راه می افتد. و بعد شروع به دویدن می کند و دکتر وید هم به دنبال او می رود. بله سیلویا درست میگفت من روی تختم کمی حرکت کرده بودم. نه حرکات اتوماتیک بلکه حرکاتی که از یک طرف دلالت بر بیداریم می کرد و از طرف دیگر به این جهت بود که چیزی مرا آزار میداد دکتر وید بلا فاصله متوجه علت آن می شود. لوله‌ای که در مدت بیهوشی به تنفس کمک میکرد هنوز توی گلویم بود لوله‌ای که دیگر به آن نیازی نداشتم چون مغز و تمام اعضای بدنم دوباره به کار افتاده بودند دکتر وی چسب را بر می دارد و با احتیاط لوله را بیرون می کشد. در ابتدا کمی احساس خفگی کردم سپس برای اولین بار بعد از هفت روز بدون کمک ریه هایم را پر از هوا کردم و پس از یک هفته اولین کلمات را به زبان آوردم متشکرم فیلیس همانطور که از آسانسور خارج می هنوز به رنگین کمان زیبایی که آن روز در آسمان ظاهر شده بود فکر میکرد. او مادرم را با صندلی چرخدار به سمت اتاق میآورد. هر دو وارد اتاقم شدند. فیلیس از شدت ناباوری نزدیک بود به زمین بیفتد. من هم روی تختم نشسته بودم و با تعجب به آنها نگاه میکردم. کردم. بتسی از خوشحالی بالا و پایین می پرید. او فیلیس را در آغوش گرفت و هر دو گریه می کردند. فیلیس نزدیکتر آمد و به چشمانم خیره شد. من هم به او و سایرین نگاه کردم. در حالی که از شادی لبخند آرامش بخشی روی صورتم نقش بسته بود به همه افراد عزیز خانواده هم و پرسنلی که دور تختم جمع شده بودند خیره شدم. همگی ای از این تغییر غیرمنتظره در حیرت بودند. سکوت را شکستم و گفتم همه چیز خوب است، همه چیز رو است. من در حالی که همه را نگاه می کردم درونن از این معجزه الهی یعنی موجودیت من شکر گذار بودم دوباره تکرار کردم نگران نباشید همه چیز خوب است می خواستم به آنها اطمینان خاطر بدهم فیلیس بعدها به من گفت که به نظر می رسید که تو پیام مهمی از دنیای دیگر آورده بودی و آن این بود که جهان هستی همانطوری است که باید باشد و نباید از هیچ چیز واهمه داشته باشیم. فیدیس می گفت که از آن به بعد هر وقت از مسائل دنیایی ناراحت و آزرده می شود صحنه آن روز را به خاطر می آورد و با آگاهی از این حقیقت که ما هیچگاه تنها نیستیم تسلی پیدا می کند. وقتی کاملا از آنچه در اطرافم میگذشت مطلع شدم و احساس کردم که دوباره به زندگی زمینیم برگشتم به کسانی که دورم جمع شده بودند رو کردم و گفتم شما اینجا چه کار می کنید. فیدیس از قول همه پاسخ داد تو اینجا چه کار میکنی؟ فصل 24. بازگشت بان تصور میکرد که وقتی پدرش از کما بیرون بیاید نگاهی به اطراف میاندازد تا ببیند اوضاع از چه قرار است آن وقت رفتار معمول خودش را مثل همان پدری که همیشه بوده آغاز میکند اما خیلی زود متوجه شد که موضوع به آن سادگی هم که فکر می کرده نیست. دکتر وید باند را برای دو موضوع آماده کرده بود. اول اینکه تصور نکند چون از کما بیرون آمده ام هم همه ی حافظه را فوراً باز خواهم یافت یا حتی هر چیزی که می گویم به یادم خواهد ماند. زیرا فرایند حافظه مستلزم توانایی مغزی زیادی است و مغزم هنوز آمادگی آن سطح از کارایی را به دست نیاورده بود. دوم اینکه در این چند روز اخیر نباید از اینکه حرفهایم بی معنی به نظر می رسند نگران شود. پیشبینی دکتر وید در هر دو مورد کاملا درست بود. همان روز اول باند با هیجان نقاشی جنگ بین گلوبول های سفید خون و باکتری ایکولای را که با ایبن چهارم کشیده بودند به من نشان داد. من گفتم به به چه نقاشی قشنگی. باند از هیجان و افتخار سرخ شد. سپس ادامه دادم اوضاع بیرون از چه قرار است کامپیوتر در این مورد چه میگوید حالا تو باید جایت را عوض کنی من دارم آماده میشوم که با چتر بیرون بپرم باند با شنیدن این جملات بهت زده شد لازم به گفتن نیست که اینها جملاتی نبودند که او انتظار شنیدنشان را داشت من دوچار هزیان شده بودم و بعضی از هیجان انگیزترین لحظات زندگیم با وضوح و روشنی دوباره در نظرم جان می گرفتند. در ذهنم در داخل یک هواپیمای دیسیسه که در ارتفاع 5000 متری پرواز می کرد برای پرش آماده می شدم. من آخرین چتر بازی بودم که به بیرون می پریدم. وضعیتی که همیشه دوست داشتم و بیشترین زمان پرواز آزاد را به من میداد. بیرون از هواپیما آفتاب زیبایی همه جا را فرا گرفته بود. من در ذهنم بلا فاصله حالت شیرجه می گیرم و همینطور که به طرف پایین می آیم حالت آشنای زمان فرود را احساس می کنم. به بالا نگاه میکنم وزیر و زیر هواپیمای بزرگ خاکستری رنگ را می بینم که به طرف آسمان اوج می گیرد و پروانه های عظیمش با حالت استوموشن می چرخند و انعکاس آن در زمین و ابرهای زیر مشاهده می شود. در حالی که هنوز هزاران متر با زمین فاصله دارم فرود را در ذهنم مجسم میکنم. تا بتوانم شدت باد را برای سایر چتربازان کم کنم. در حالت شیرجه بازوهایم را محکم به بدنم می چسبانم تا بتوانم به سرعت بیش از 300 کیلومتر برسم. هیچ چیز جز کلاه ایمنی آبی رنگ و شانه هایم در هوای رقیق آن ارتفاع علیه کشش این کره عظیم که در زیرم است ایجاد مقاومت نمی کند. با سرعت مسافتی معادل یک زمین فوتبال را در هر ثانیه پشت سر می گذارم. باد با سرعتی سه برابر شدیدتر از طوفان و بلندتر از هر صدایی قررش می کند. با سرعت زیاد وارد فضای ما بین دو ابر سفید بزرگ می شدم. مزرعه های سرسبز را در پایین و دریای آبی رنگ را در فاصله دور در زیر می بینم. سعی می کنم با سرعت به آرایش زیبای دست جمعی که از آن فاصله به سختی دیده می شود ملحق شوم. آرایشی که لحظه به لحظه با اضافه شدن سایر چتربازان بزرگتر می شود. من بین افکار هیجان انگیز یک چتربازی فوق العاده که باعث بالا رفتن آدرنالینم می شود و حضورم در آی سی در رفت آمد بودم. چیزی شبیه حالت دیوانگی و هوشیاری. تا دو روز درباره چتربازی، هواپیما و اینترنت پر حرفی می کردم. در آن دوران که عمل کرده مغزم هنوز به حالت کاملا طبیعی برنگشته بود من به جهانی تصوری عجیب و خسته کننده وارد شدم. در آن میان وقتی چشمانم را می بستم، پیام اینترنتی در نظرم مجسم می شد که کلافه هم کرده بود. گاهی هم صدای یک نواخت تیز و نوهنجار آوازی عجیب آزارم می داد. صدایی که با باز کردن چشمانم متوقف می شد. گاهی بی اختیار انگشت دستم را مثل ایتی بلند می کردم و میخواستم نوار خبری روی صفحه اینترنت را که به زبان چینی و روسی از مقابلم عبور میکرد هدایت کنم. پانویس یک ET دکسترا ترستریال ایتی موجود فرازمینی شخصیت فیلم سینمایی تخیلی که در 1982 میلادی ساخته شد. ادامه خلاصه آنکه حالت نیمه دیوانه داشتم. همه چیز تا حدودی شبیه قلم روی دیده کرم خاکی بود ولی ترسناکتر. جالب آنکه در همان حالت افراد خانوادم مثلا حالی را تشخیص می دادم، اما اسم آنها را به یاد نمی آوردم. اما با کمال تعجب حتی در آن حالت متوجه بودم که دیدم به هیچ وجه به شفافی و روشنی منظره دروازه و هسته مرکزی نبود. یعنی به نظر می رسید که دوباره کم کم وارد مغزم می شدم. اگرچه در لحظه ای که از کما خارج شدم و چشمانم را باز کردم همه چیز و همه کس را تشخیص دادم اما بعد از گذشت زمان کوتاهی هیچ خاطره ای از زندگی قبل از دوره کما نداشتم تنها صحنه هایی که در ذهن داشتم مربوط به فضای خشن و کریه قلمرو دیده کرم خاکی و منظره ساده ولی بسیار زیبای دروازه و شادی و نشاط توصیف نشدنی هسته مرکزی بود ذهنم خود واقعیم میخواست هر طور شده دوباره با فشار به فضای تنگ و تاریک موجودیت مادی و فیزیکی و محدودیت ارتباطات کلامی و گفتاری وارد شود. حالاتی که تا یک هفته قبل آنها را تنها پدیده های وجود می دانستم، حالا به نظرم به نحو اجاباوری محدود کننده سنگین و طاقت فرسا می آمدند. یکی از خصوصیات زندگی زمینی آن است که مردم در تمام اوقات در حالت دفاعی هستند در حالی که زندگی معنوی کاملا برعکس است و این تنها علتی است که می تواند حالات پارانویای شدیدی را که هنگام برگشت دوباره هم داشتم توجیه کند برای مدتی احساس می کردم که حالی البته اسم او را به یاد نمی آوردم ولی تشخیص می دادم که همسرم است و همچنین پزشکان معالجم در صدد کشتنم هستند ضمنا بعضی از تخیلات و رویاهایی که در مورد پرواز و چتربازی داشتم خیلی طولانی و پیچیده بودند. در یکی از همین کابوس طولانی تصور می کردم که در منطقه جنوب ایالت فلوریدا هستم. در نزدیکی یک کلینیک سرطان از یک سری پله برقی در محیط باز بالا می روهم. در همان حال حالی به همراه دو افسر پلیس فلوریدا و دو نفر عکاس نینجای آسیایی مرا تعقیب می کنند و می دستگیرم کنند. در واقع من از مرحله ای می گذشتم که به هزیان آی سی او معروف است. این حالت در بیمارانی که مغزشان بعد از عدم عملکرد طولانی بخواهد دوباره آنلاین شود، طبیعی و قابل پیش بینی است. من در زندگی حرفه بارها شاهد این وضعیت بودم. اما نه از درون و نه در مورد خودم. حالا باید اقرار کنم که تجربه این حالت از درون کاملا با دیدن وضعیت مشابه در سایرین بسیار متفاوت است. جالبتر از همه آن که این کابوسها و حالات پارانویایی همه خیالات بودند. به خصوص ماجرای پلیس های فلوریدا و نینجه های آسیایی و غیره. وقتی که در آن حالت بودم این غذایا خیلی جدی و بی نهایت ترسناک به نظر می آمدند. اما بلافاصله بعد از سپری شدن آن دوره و بازگشت به حالت طبیعی متوجه شدم که همه آنها قسمتی از فرایند بازگشت مغز به عملکرد عادی خود بوده است. بعضی از این رویه ها در آن دوره بسیار روشن و واقعی به نظر می رسیدند و این خود نشان میداد که این رویه ها با حالت فراواقعیتی که در کمای عمیق داشتم به هیچ وجه قابل قیاس نبودند. زمنان بعدا متوجه شدم صحنه های مربوط به موشک هواپیما و چتربازی که در آن مدت به نظرم می آمدند بسیار سمبولیک، دقیق و در ارتباط با ماجرا بودند. زیرا در حقیقت من از مکانی بسیار بسیار دوردست به فضایی که آن را ترک کرده بودم یعنی فضای مغزم که بار دیگر کارایی خود را به دست آورده بود بازگشتی دوباره و خطرناک انجام می دادم. بهترین قیاسی که می توانم برای توضیح هفته ای که خارج از بدنم به سر می بردم به کار ببرم آن است که تمام آن اتفاقات را با پرتاب موشک مقایسه کنم. فصل 25 هنوز آنجا نیستم. پسر کوچکمان باند تنها کسی نبود که در اولین روزهای بازگشتم پذیرفتن حالت هزیان و نیمه دیوانگیم برایش دشوار بود. روز دوشنبه یعنی فردای روزی که از کما بیرون آمدم فیلیس روی کامپیوتر از طریق اسکایپ با ایبن چهارم تماس گرفت و گفت ایبن ما الان در بیمارستان هستیم بیا با پدرت صحبت کن سپس دوربین کامپیوتر را به طرف من چرخاند ایبن با خوشحالی گفت سلام بابا حالت چطور است من حدود یک دقیقه در سکوت به صفحه کامپیوتر خیره شدم و بعد شروع کردم به حرف زدن و این حالتم موجب ناراحتی ایبن شد نه تنها به کندی صحبت می کردم بلکه کلمات و جملاتم هم معنی چندانی نداشتند خود ایبن بعدها گفت مثل مرده متحرک بودی و طوری صحبت می کردی که گویی مواد مخدر زیادی مصرف کرده ای متاسفانه کسی با او درباره هزیان آی سیو صحبت نکرده بود به تدریج حالت پارانویا در من کاهش یافت و قدرت فکر کردن و طرز حرف زدنم هم, هم بهتر و واضحتر شد دو روز بعد از بیدار شدن مرا به بخش مغز و اصاب منتقل کردند پرستارها برای فیلیس و بتسی دو تخت آوردند تا بتوانند شبها در اتاقم بمانند در آن روزها من به هیچ کس به اندازه این دو نفر اعتماد نداشتم آنها به من احساس امنیت می دادند و مرا به سوی واقعیت جدیدم هدایت می کردند. تنها مشکل این بود که نمی توانستم بخوابم و تمام شب آن دو را بیدار نگه می داشتم. و با آنها درباره اینترنت، ایستگاه های فضایی، جاسوس های دو جانبه روسیه و این گونه تخیلات بیهوده صحبت می کردم. فیلیز پرستارها را متقاعد کرد که صرفه می کنم و به این ترتیب امیدوار بود که کمی شربت سینه مرا آرام کند و بتوانم چند ساعت متوالی بخوابم. من کاملا شبیه نوزادی بودم که ساعت خواب مشخصی ندارد. وقتی کمی آرامتر می شدم، فیلیس و بتسی سعی می کردند که مرا به تدریج به طرف دنیای خاکی بیاورند. مثلا داستانهای مختلفی از دوران کودکی من تعریف می کردند. من هم طوری به آنها گوش می دادم که انگار برای اولین بار آنها را می شنیدم. بیشتر داستانها برایم جالب و گاهی خنددار بودند. هرقدر بیشتر صحبت می کردند من هم بیشتر احساس می کردم که در آن ماجره ها شریک بودم. مثل این بود که در درونم شمعی روشن کرده باشند. خواهرانم بعدا برایم تعریف کردند که بعد از مدت کمی احساس می کردند برادری که همیشه می شناختند به تدریج از درون مه قلیز پرحرفی های هزیانگونه دوباره پدیدار می شود. بتسی بدها گفت تعجب آور بود. تو تازه از کما بیرون آمده بودی و هنوز به خوبی نمیدانستی کجا هستی و در اطرافت چه می گذرد. حرفهایت هم هنوز خیلی معقول نبودند ولی شوخ را حفظ کرده بودی. برای ما کاملا مشخص بود که تو برگشته ای. فیدیس هم گفت یکی از اولین کارهایت این بود که درباره نحوه غذا خوردنت شوخی میکردی. البته ما آماده بودیم که تا هر وقت لازم باشد قاشق قاشق غذا دهانت بگذاریم. اما تو اصلا موافق این کار نبودی و مصمم بودی که ژله پرتغال را خودت در دهانت بگذاری. همانطور که کم کم موتور مغزم به راه میافتاد کارهایی میکردم که خودم هم متعجب می شدم. و به خودم می گفتم این کار دیگر از کجای من در آمد. مثلا در همان روزهای اول یکی از دوستانمان به نام جکی از شهر لینچبرگ به دیدنم آمد. من و حالی او و شوهرش ران را به خوبی می شناختیم. در واقع خانه من را از آنها خریده بودیم. جالب آن است که وقتی او به اتاقم وارد شد ناگهان لحجه و آداب اجتماعی سمیمانه اهالی مناطق جنوبی که در ذهنم بود در من بیدار شد. فورا گفتم راستی حال ران چطور است بعد از چند روز می توانستم کم کم با کسانی که به دیدنم می آمدند به طور معقولی صحبت کنم ضمنا برایم جالب بود که خیلی از مطالب را خود به خود و بدون کوشش زیادی بیان می کردم درست مثل یک هواپیمای جت که با هدایتگر خودکار تنظیم شده باشد مغزم هم کم کم آن فضاهای آشنا و تجربیات انسانی را به طور خودکار برایم فراهم می کرد به تدریج داشتم آن واقعیت انکارناپذیری را که همیشه به عنوان جراح مغز و اصاب به آن واقف بودم دوباره تجربه می کردم. مغز واقعا حیرت آور است. البته سوالی که در ذهن همه از جمله خودم در لحظات آگاه تر بود اما کسی آن را به زبان نمی آورد این بود. حال من تا چه حد بهبود خواهد یافت؟ آیا می توانستم کاملا به وضعیت قبلیم برگردم؟ یا آنطور که تمام پزشکان پیش بینی کرده بودند، ایکولای صدمه جبران ناپذیری به من زده بود. همه نگران بودند، به خصوص حالی که همیشه می ترسید که نکند بهبود معجزه‌آسای من متوقف شود و او مجبور باشد فقط با بخشی از آن شوهری که میشناخته زندگی کند. اما روز به روز جزء بیشتری از آن من برمیگشت. توان صحبت، حافظه، تشخیص افراد. ضمناً رفتار شیطنت آمیزم هم کم کم برگشت. اگرچه همه از این موضوع خوشحال بودند، اما خواهرهایم گاهی اوقات دل خوشی از آن نداشتند. مثلا بعد از ظهر روز دوشنبه، فیدیس دستش را به آرامی روی پیشانیم گذاشت و من با شدت خودم را عقب کشیدم و فریاد زدم: چه کار می‌کنی؟ پیشانیم درد گرفت. و بعد از لذت بردن از دیدن نگرانی همه گفتم: اوه، oh, شوخی کردم. همه اطرافیان به جز خودم از اینکه به سرعت رو به بهبودی می رفتم تعجب کرده بودند. من هنوز نمی که واقعا تا چه حد به مرز مردن نزدیک شده بودم. اطرافیان کم کم به زندگی خودشان برمیگشتند. البته من هم برایشان آرزوی موفقیت می اما خوشبختانه نمی که با چه فاصله کمی از وضعیت مصیبت بار و جبران ناپذیری نجات یافته بودم. آنقدر هیجان زده و سر حال شده بودم که یکی از متخصصین مغز و اصاب همین سرخوشی بیش از حد مرا دلیل بر عدم بهبودی کامل تلقی می کرد و احتمال می داد که ناشی از صدمه مغزی باشد. اتفاقاً این پزشک هم مثل خودم پاپیون می زد و من هم این اظهار نظرش را با تنز مخصوص به خودم جبران کردم. یک روز که صحبت از او به میان آمد به خواهرهایم گفتم که او برای کسی که پاپیون می زند چقدر بی احساس و بدخلاق است. من از چیزی مطمئن بودم که بقیه هم کم کم آن را قبول کردند. چه آن دکترها قبول داشته باشند چه نداشته باشند من دیگر مریض نیستم. کاملا بهبود پیدا کردم. در واقع در آن موقعیت فقط خودم می دانستم که برای اولین بار در تمام زندگیم کاملا و حقیقتا خوب بودم. فصل 26 پخش کردن خبر واقعا احساس سلامتی می کردم. البته هنوز می بایست از لحاظ جسمانی مقداری تقویت شوم. ولی چند روز بعد از آنکه به بخش بیماران سرپایی توانبخشی منتقل شدم به ایبن چهارم که به دانشگاهش برگشته بود تلفن زدم. او گفت که در حال تهیه مقاله برای واحد درسی عصب است. من داوطلب شدم که در این مورد به او کمک کنم. ولی مدتی نگذشت که از این پیشنهادم پشیمان شدم زیرا هنوز تمرکز فکر روی موضوع خاصی برایم مشکل تر از آن بود که تصور می کردم. بسیاری از اصطلاحات تخصصی که سالها در صحبتهای روزمره به کار می بردم فوراً به خاطرم نمی آمدند و هنوز راهی طولانی در پیش داشتم. اما این توانایی هم کم کم برگشت. مثلا یک روز صبح بیدار می شدم و می دیدم که همه اطلاعات علمی و پزشکیم را در ذهن دارم در حالی که روز قبل هیچ کدام را به یاد نمی آوردم. این وضع یکی از عجیبترین جنبه های تجربیات آن دوره بود که صبح چشمهایم را باز کنم و متوجه شوم که مقدار بیشتری از زیر بم یک عمر تحصیل و تجربه ای دوباره در جای خود در ذهنم قرار گرفته و عملکرد قبلیشان را شروع کردند. اگرچه دانش عصب شناسی با کندی و مرحله به مرحله باز میگشت اما همه خاطرات آن ای که خارج از جسم بودم با وضوح خاصی در ذهنم نمایان بود. نشات و شادی زیادی که بلا فاصله بعد از بیرون آمدن از کما احساس می کردم به سبب تجربیاتی بود که در عوالم فرازمینی داشتم و هنوز هم به صورت احساس سعادت همراه هم است. در آن لحظه بیدار شدن، از دیدن دوباره کسانی که دوستشان داشتم دیوانوار خوشحال شدم. همچنین از اینکه برای اولین بار متوجه شده بودم که در واقع چه هستم و جهانی که ما در آن ساکن هستیم چه کیفیتی دارد احساس شعف زیادی داشتم. من با اشتیاق بسیار زیاد و شاید ساده لوحانه میخواستم تجربیاتم را به خصوص با همکاران پزشکم در میان بگذارم. تجربیات جدیدی که بینش مرا از مفاهیمی که همیشه صحیح میدانستم و به آنها اعتقاد داشتم کاملا عوض کرده بود. مفاهیمی از قبیل این که مغز چیست؟ آگاهی چیست؟ حتی زندگی چه معنایی دارد یا ندارد همگی برایم تغییر اساسی پیدا کرده بود. پیش خود می مگر ممکن است کسی مشتاق شنیدن کشفیات جدید من نباشد؟ بله، کاملا. تجربه نشان داد که خیلی ها اصلا علاقه به این مسائل نداشتند. مخصوصا آنهایی که در رشته پزشکی تحصیل کرده بودند. سوء تفاهم نشود، پزشکان معالجم برایم خیلی خوشحال بودند. وقتی تجربیاتم را برایشان تعریف می کردم، می گفتند، ایبن، این آلیست. این عبارت کاملا انعکاس واکنشی بود که من پیش از این هنگام شنیدن تجربیات بیماران از خود نشان میدادم. بیماران بیشماری که مایل بودند تجربیاتشان را از عوالمی که در حین عمل جراحی مشاهده کرده بودند برایم تعریف کنند. حالا همکارانم هم به من می گفتند ایبن تو خودت بهتر می دانی که چقدر مریض بودی. مغزت پر از چرک بود. ما اصلا باور نمی کنیم که بعد از آن وضعیت تو اصلا زنده مانده باشی و بتوانی در مورد آن حرف بزنی. خودت هم میدانی که وقتی مغز مدتی قایب باشد چه بر سر انسان می آید. به طور خلاصه آنها حاضر نبودند به حرفهایی گوش کنند که من ناامیدانه سعی می کردم با آنها در میان بگذارم. اما من چطور می توانستم آنها را سرزنش کنم در حالی که خودم هم قبلا نمی توانستم از آن حرفها سر در بیاورم. فصل 27 بازگشت به خانه من در 25 نوامبر 2008 دو روز قبل از روز شکرگزاری به منزل من که سرشار از شکرگزاری بود برگشتم پانویس یک روز شکرگزاری تنکس گیوینگ جشنی ملی در آمریکا که موعد آن چهارمین رومین پنج شنبه ماه نوامبر می باشد ادامه ایبن چهارم تمام شب قبل را رانندگی کرده بود تا به موقع به خانه برسد و مرا غافلگیر کند آخرین باری که مرا دیده بود در کما بودم و هنوز هم از اینکه زنده بودم در حیرت بود او از شدت هیجان آنقدر با سرعت رانندگی می کرده که توسط پلیس در جاده شمال شهر لینچبرگ جریمه شده بود چند ساعتی بود که بیدار شده بودم و روی صندلی راحتی کنار آتش نشسته بودم و به اتفاقاتی که افتاده بود فکر می کردم. کمی از ساعت شش صبح گذشته بود که ایبن وارد خانه شد. من از جایم بلند شدم و او را محکم در بغل گرفتم. آخرین باری که در بیمارستان از طریق اسکایپ مرا دیده بود، حتی نمی یک جمله را بدون اشکال بیان کنم. حالا به جز اینکه کمی ضعیف بودم و سروم در اون به بازویم وصل بود، به نقش مورد علاقه زندگیم یعنی پدر ایبن و باند برگشته بودم. ایبن متوجه شد که چیزی در من تغییر کرده است بعدها به من گفت که آن روز با دیدنم بلا فاصله متوجه شده بود که چقدر حاضر بودم. سپس ادامه داد آنقدر با تمرکز ذهن و روشنی با من برخورد کردی که گویی چراغی در درونت روشن شده بود و می درخشید. من هم بلا فاصله افکارم را با او در میان گذاشتم. پسرم، نمیدانی که چقدر علاقه دارم درباره تجربه هم مطالعه کنم. تجربه هم خیلی واقعی بود. بیش از حد واقعی بود. میخواهم تجربیاتم را برای متخصصین مغز و اصاب بنویسم و ضمناً میخواهم خاطرات کسانی که NDE داشتند را مطالعه کنم. باور نمی کنم که تا چندی قبل حرفهای بیمارانم در این مورد را جدی نمی گرفتم. حتی آنقدر کنجکاو نبودم که به مطالب نوشته شده در این باره مراجعه کنم. ایبن ابتدا چیزی نگفت. ولی معلوم بود در فکر است که چطور میتواند به بهترین نحو پدرش را راهنمایی کند. او روی صندلی مقابلم نشست و سعی می کرد به من کمک کند تا مطالب را به وضوح ببینم. بابا، من حرفهایت را باور می کنم. اما این نکته را در نظر بگیر اگر می خواهی تجربیاتت برای دیگران ارزشی داشته باشد نباید آنچه را دیگران در این مورد نوشتند بخوانی. پرسیدم پس چه کار کنم؟ ادامه داد همه چیز را بنویس تجربت را با تمام جزئیات بنویس ولی کتاب‌ها یا مقالاتی که درباره NDE یا فیزیک یا کیهانشناسی نوشته شده است را مطالعه نکن. لاقل تا زمانی که تمام خاطرات را روی کاغذ آورده باشی. حتی با مادرم یا دیگران هم در مورد اتفاقاتی که در دوران کما رخ داد صحبت نکن. گفته های آنها را هم فراموش کن. بالاخره بعد از نوشتن خاطرات خودت از حرفهای دیگران مطلع خواهی شد. مگر نه؟ یادت می آید که خودت همیشه به من میگفتی که اول مرحله مشاهده است و سپس تعبیر و تفسیر اگر میخواهی تجربیاتت ارزش علمی داشته باشد باید قبل از مقایسه آنها با نوشته های دیگران تمام داده های ذهنیت را تا آنجا که ممکن است دقیق، خالص و خالی از هر گونه تفسیر و تعبیر روی کاغذ بیاوری شاید این صحبت ها خیرتمندانه ترین نصایحی بودند که تا به حال کسی به من کرده بود من همه آنها را دقیقا انجام دادم زمنان برداشت ایبن که من بیش از هر چیز علاقه دارم تجربیاتم بتواند به تواند به سایرین کمک کند نیز کاملا درست بود. هر هرقدر بیشتر طرز فکر علمیم را باز میافتم بهتر و روشنتر متوجه می شدم که آنچه در طول چندین دهه تحصیل و اشتغال به حرفه پزشکی آموخته بودم با آنچه که در کما دیده و تجربه کرده بودم مقایر است. علاوه بر آن به این نتیجه می رسیدم که ذهن و شخصیت که بعضیها آن را روح مینامند حتی خارج از جسم فیزیکی هم به زندگی ادامه می دهد. من چاره ای نداشتم جز آنکه داستانم را برای تمام جهانیان تعریف کنم. از آن پس تا مدت بیش از شش هفته برنامه روزانم کاملا مشخص و یکسان بود. بین ساعت دو یا دو نیم صبح بیدار می شدم. از اینکه هنوز زنده بودم احساس وجد و نشاط زیادی داشتم و بلا فاصله از تخت خواب بیرون می آمدم. چند تکه هیزم در شمینه می گذاشتم. روی صندلی چرمی قدیمیم می نشستم و می نوشتم. سعی می کردم تمام جزئیات رفت آمد به هسته مرکزی را به طور صحیح و دقیق به یاد بیاورم. همچنین احساسم درباره تجربیات آموزنده و مفیدی که در آنجا به دست آوردم و مجموعه آنها موجب تغییر روش زندگی هم شد. البته سعی لغت مناسبی نیست و مفهوم را نمی رساند. چرا که تمام خاطرات بسیار واضح و شفاف جلوی چشمانم بودند دقیقا به همان صورتی که از آنها جدا شده بودم فصل 28 فراواقعی فریب خوردن به دو گونه است یکی باور کردن آنچه حقیقت ندارد و دیگری باور نکردن آنچه حقیقت دارد سورن کیرکگارد 1813 تا 1855 در تمام این کتاب یک واژه بارها و بارها تکرار شده است واقعی قبل از کما هرگز متوجه نشده بودم که یک واژه می تواند بسیار فریب دهنده باشد من در دانشکده پزشکی و در مدرسه شعور متعارف که به آن زندگی می گویند آموخته بودم که هر چیزی یا واقعی است مثل تصادف اتومبیل بازی فوتبال ساندویچ روی میز جلوی شما یا واقعی نیست. در سالهای اشتغال به حرفه جراحی مغز و اعصاب، افراد زیادی را دیده بودم که دچار توهم شده بودند. بنابراین فکر می کردم که میدانم این پدیده های غیر واقعی برای کسانی که آنها را تجربه می کنند تا چه حد ترسناک است. ضمناً در آن چند روزی که دچار هزیان آی سی شده بودم، کیفیت کابوس های واقعی را هم تجربه کردم. اما وقتی آن کابوس ها تمام شدند، به سرعت متوجه شدم که همه صحنه ها و ماجره ها توهم بودند یعنی تخیلاتی که در اثر به همریختگی ریختگی شبکه های مغز که در حال ترمیم بودند ایجاد می شدند اما وقتی در کما بودم اینطور نبود که مغزم درست کار نمی کرد بلکه اصلا کار نمی کرد. به عبارت دیگر آن قسمت از مغزم که در اثر سالها تحصیل در دانشکده پزشکی می مسئول ایجاد دنیایی است که من در آن زندگی می یعنی داده های خام را از طریق حس دریافت می کند و سپس آنها را به دنیای معناداری تبدیل می کند به کلی خاموش و از کار افتاده بود. اما با وجود این وضعیت من زنده و هوشیار بودم، واقعا هوشیار بودم و در عالمی به سر می بردم که ویژگی های اصلیش عشق، آگاهی و واقعیت بودند. دوباره واژه واقعیت به میان آمد. برای من هیچ گونه بحث و جدلی در این مورد وجود نداشت. اینقدر برایم کامل و واضح بود که حتی دردآور بود. چیزهایی که من تجربه کردم واقعی تر از خانه ام بود که الان در آن نشستم. واقعی تر از هیزم بود که الان در شومینه میسوزند. با این وجود در جامعه پزشکی و علمی که من در آن تحصیل کرده ام و دهه از عمرم را با آن گذرانده ام جایی برای این واقعیت وجود نداشت. حالا چگونه باید فضایی به وجود آورم که هر دوی این واقعیت ها بتوانند همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند. فصل 29. تجربه مشترک بالاخره آن روز فرا رسید که تمام چیزهایی که به یادم مانده بود از خاطره قلم روی دیده کرم خاکی گرفته تا تجربیات دروازه و هسته مرکزی را روی کاغذ آوردم. حالا زمان مطالعه بود. من در اقیانوس متون مربوط به اندی قوتور شدم. اقیانوسی که تا آن روز حتی به آن نزدیک هم نشده بودم. دیری نگذشت که متوجه شدم افراد بیشمار دیگری هم چه در سالهای اخیر و چه در قرون پیش تجربیاتی از این دست داشتند. همه این تجربیات مشابه یکدیگر نیستند. هر کدام ویژگی خاص خود را دارند. اما همه آنها در بعضی جنبه ها مشترکند. جنبه هایی که من هم آنها را تجربه کرده بودم مثلا تجربه مربوط به عبور از تونل تاریک یا دره طولانی و رسیدن به فضای روشن و درخشان فراواقعی که در متون باستانی یونان و مصر هم دیده می شود موجودات فرشت مانند گاهی با بال و گاهی بدون بال توصیفی که در ادبیات خاور نزدیک باستان از صدها سال قبل تا کنون به چشم می خورد همچنین اعتقاد به اینکه که فرشته های نگهبان در این دنیا اعمال انسان را نظاره می کنند و پس از مرگ جسم نیز ورودش را به دنیای دیگر خوش آمد می گویند. احساس توانایی دیدن همه چیز همزمان و در همه جهتها احساس بودن ورای بود زمان بودن ورای تمام چیزهایی که الزامن در گذشته فکر می کردم نمایانگر چشمانداز زندگی انسان است توانایی شنیدن آوازهای سرود مانند نه تنها از طریق گوش بلکه با تمام وجود دریافت و درک فوری مفاهیمی که در قالب جسم مستلزم صرف وقت و مطالعه و بررسی می باشند و بالاخره شاید مهمتر از همه احساس عمیق عشق بیقید و شرط بارها هنگام مطالعه نوشتارهای مربوط به اندی چه در دوران معاصر و چه در متون معنوی قدیمی احساس می کردم که گوینده برای توصیف عمق و شگفتی تجربیاتش دچار محدودیت های گفتاری و نوشتاری است. به عبارت دیگر، کیفیت آن خاطرات به نحوی است که در قالب مفاهیم این دنیای خاکی و محدودیت های حاکم بر آن نمی گنجد. بنابراین، تقریبا در تمام موارد، تعریف کننده خاطرات حداقل تا حدودی در بیان آنچه که در دل داشته ناموفق بوده است. گاهی اوقات، وقتی مطالبشان را مطالعه می کردم، با هیجان به خود می گفتم بله 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 درست است من منظورت را میفهمم تمام این کتاب ها و مقالات قبل از تجربه من هم وجود داشتند اما هیچگاه به آنها توجهی نکرده بودم آنها را نخوانده بودم و حتی حاضر نشده بودم برای این گونه مطالب اعتباری قائل شوم به خصوص پذیرفتن این امکان که جزئی از ما بتواند پس از مرگ جسممان به موجودیت خود ادامه دهد من با صفت شکاکیم به نظر خودم نمونه خوبی از جامعه پزشکی بودم اما اعتقاد من بر این است که اغلب آنهایی که خودشان را شکاک تلقی می کنند شکاک به معنای واقعی نیستند زیرا شکاک واقعی کسی است که موضوعی را با دقت و جدیت بررسی کند اما من هم مانند بسیاری از پزشکان دیگر هیچ وقت موضوع اندی ای را بررسی نکرده بودم بلکه فقط بدون دلیل خاصی می دانستم غیر ممکن است پس از بهبودیم مدارک مربوط به دوره کمای خودم را بررسی کردم. مدارکی که با دقت زیاد تمام اتفاقات آن دوره را ثبت کرده بودند. تازه بعد از بررسی تمام نتایج آزمایشات سی تی اسکن و امارای واقعا متوجه شدم که وضعیتم تا چه حد وخیم بوده است. مننجیت باکتریایی در قیاس با سایر بیماری ها از لحاظ نوعی که به سطح بیرونی مغز حمله می کند ولی به ساختار عمیقتر آن صدمه منحصر به فرد است. این باکتری ابتدا سبب می شود که جزء انسانی مغز کاملا از کار بیفتد ولی نهایتا وقتی سبب مرگ می شود که به ساختار عمیقتر که در مغز سایر حیوانات هم وجود دارد و مربوط به فعالیت های حیات بخش و عملکردهای های خودکار موجودات است صدمه بزند آرزه های دیگری که به نئوکورتکس صدمه می زنند و موجب بیهوشی می شوند مثل ضربه مغزی، سکته، خونریزی مغزی یا سرطان مغز به اندازه مننژیت باکتریایی نمی‌توانند به تمام سطح نئوکورتکس صدمه جبران ناپذیر بزنند. به عبارت دیگر، اگرچه کار قسمتی از نئوکورتکس را مختل می کنند، اما در عین حال به عملکرد سایر قسمت‌های حیات بخش و از لحاظ تکاملی پایینتر مغز آسیب می‌زنند. با توجه به مطالب بالا، می توان گفت که بهترین بیماری برای کسی که بخواهد حالت واقعی مرگ را تقلید و تجربه کند، اما واقعا موجب مرگ نشود ابتلا به همین مننجیت باکتریایی است اگرچه عملا در اکثر موارد منجر به مرگ واقعی هم می شود واقعیت تلخ و تاسف آور آن است که تقریبا تمام کسانی که مثل من مبتلا به مننجیت باکتریایی شدند هیچ وقت زنده نماندند که بتوانند سرگذشت خود را تعریف کنند به پیوست الف در آخر کتاب مراجعه شود با این که قدمت NDA به قدمت تاریخ است ولی فقط در دوران اخیر این واژه چه به عنوان پدیده واقعی و چه پدیده تخیلی تا این حد زبان زده همه شده است در دهه 1960 روش جدیدی به وجود آمد که با استفاده از آن پزشکان می توانستند بیمارانی که دچار ایست قلبی می شدند را دوباره به زندگی برگردانند بیمارانی که قبل از آن نجاتی از مرگ نداشتند به سرزمین زندگان برمیگشتند اما واقعیتی که خود آن پزشکان هم از آن بیخبر بودند این است که آنها سبب شدند به کمک این روش نجات بخش این امکان را برای گروهی فراهم آورند که احوالات سفر بین دو دنیا را تجربه کنند کسانی که توانسته بودند به آن طرف پرده نگاهی اجمالی بیاندازند و سپس به این دنیا برگردند و سرگذشتشان را بازگو کنند امروزه تعداد این افراد از مرز یک میلیون نفر فراتر رفته است سپس در سال 1975 یک دانشجوی پزشکی به نام ریموند مودی کتابی با عنوان زندگی پس از زندگی منتشر کرد که در آن تجربیات فردی به نام جورج ریچی بیان شده بود. ریچی که به علت ایست قلبی ناشی از پیچیدگی ابتلا به زاتوریه مرده بود، مدت نه دقیقه خارج از جسم فیزیکیش به سر می برد. او در این مدت از تونلی عبور می کند، مناطق بهشت و جهنمگونه ای را می بیند. موجودی نورانی را که می گفت حضرت مسیح بوده ملاقات می کند و در آن مدت چنان حالت صلح، آرامش و خوشی داشته که توصیف آن با کلمات امکان پذیر نبوده است. با انتشار این کتاب دوره اندی جدید آغاز می شود. من نمی توانم بگویم که از انتشار کتاب ریموند مودی کاملا بی اطلاع بودم اما هیچ وقت زحمت خواندن آن را به خودم ندادم. احساس می کردم که احتیاج به مطالعه آن ندارم چون این برداشت آمیانه که ایست قلبی آرزه نزدیک به مرگ را قبول نداشتم اغلب تجربیات اندی مربوط به مواقعی است که قلب بیمار غالبا بعد از یک حادثه و یا روی تخت اتاق جراحی برای چند دقیقه از کار میافتد اما اینکه ایست قلبی به معنی مرگ است برداشتی است تقریبا مربوط به 50 سال پیش هنوز خیلی از عوام تصور می کنند که اگر کسی از ایست قلبی نجات پیدا کند یعنی اینکه او مرده بوده و دوباره زنده شده است اما مدت هاست که جوامع پزشکی تعریف دیگری از مردن ارائه دادند و مرگ را مربوط به مغز می دانند و نه قلب تعریف جدید شرایط مرگ مغزی به دنبال تحقیقات اساسی در زمینه های مغز و اصاب در سال 1968 رسمی شد ارتباط ایست قلبی با مرگ فقط در حد تاثیر آن بر روی مغز واقعیت دارد بعد از ایست قلبی جریان خون به مغز متوقف می شود و بعد از چند ثانیه این امر موجب به همریختن ریختن وسیع و همه جانبه فعالیت های عصبی و منجر به بیهوشی می شود. از نیم قرن پیش تا به حال جراحان قلب و گاهی مغز در موارد بسیاری زربان قلب را برای چندین دقیقه حتی چندین ساعت متوقف می کنند تا بتوانند روی قلب یا ندرتا روی اعصاب جراحی کنند. در این مدت از بایپس قلبی ریوی و یا شیوه های دیگر از جمله سرد نگه داشتن مغز برای ادامه حیات سلول های مغزی در هنگام چنین فشارهای جسمی استفاده می کنند. چنین مواردی منجر به مرگ مغز نمی شود. حتی اگر شخصی در خیابان دچار ایست قلبی بشود و فرد دیگری با اطلاع از روش صحیح CPR اقدام کند و این کار را قبل از چهار دقیقه شروع کند و ضربان قلب دوباره شروع شود، ممکن است حتی مغز هم صدمه نبیند. خلاصه مادام که اکسیژن خون به مغز برسد با اینکه شخص موقتا بیهوش است مغز و در نتیجه آن فرد زنده میماند همین میزان دانش برایم کافی بود که کتاب مودی را بدون باز کردن بی اعتبار تلقی کنم اما حالا من نه تنها آن کتاب را باز کردم بلکه مطالب آن را با دقت خواندم در این کتاب مودی با جزئیات به مواردی اشاره کرده بود که خود من هم حالا آنها را تجربه کردم و همین سبب شد برداشتم در این زمینه کاملا تغییر کند دیگر تردیدی ندارم که اقل تعدادی از افرادی که داستان خود را تعریف کردهاند واقعا جسمشان را ترک کردند شباهت خاطرات آنها و چیزهایی که خود من تجربه کردم آنقدر زیاد است که نمیتوانم آنها را نادیده بگیرم یا انکار کنم البته قسمت‌های مغزم که از لحاظ تکاملی ابتدایی تر هستند یعنی آن بخشی که امور اولیه و به اصطلاح روزمره مغزی را انجام می دهند در تمام یا بیشتر مدتی که در کما بودم به عملکرد خود ادامه می اما آن قسمت از مغز که همه متخصصین مغز بدون استثنا قبول دارند که مسئول عملکرد بخش های انسانی من است از کار افتاده بود یعنی آن قسمت قایب بود. من نشانه های قطعی آن را روی اسکن ها در نتایجی که آزمایشگاه داده بود آزمایشات عصبی و از تمام داده هایی که در بیمارستان موجود بود مشاهده کردم. در آن موقع بود که واقعا تشخیص دادم که مورد من تجربه اندی واقعی و بی و نقص بوده است. شاید بتوان گفت یکی از قطعی ترین موارد ثبت شده در دوران اخیر. تجربه من از این نظر که برای شخص من پیش آمد مهم نبود بلکه اهمیت آن در این بود که از نقطه نظر پزشکی به هیچ وجه نمیشد آن را خیالات واهی تلقی کرد. توصیف کیفیت NDE کار دشواری است، اما توضیح آن برای جامعه پزشکی که حتی حاضر نیست امکان آن را هم بپذیرد تقریبا غیر ممکن است. من هم جراح مغز و اصاب و متخصص در این رشته هستم و هم شخصا تجربه NDE داشتم. بنابراین موقعیت یگانه و استثنایی دارم که بتوانم این مقوله را به طور معقول و قابل قبول بیان کنم. فصل سیوم. بازگشت از جهان مردگان. و به مرگ نزدیک شدن مرحله ای است که همه به آن می رسیم و پیام آخرش را به همهمان میرساند. اما فقط کسی که از آن عالم برگشته می تواند به درستی آن را برایمان تعریف کند. هرمان ملویل 1819 تا 1891 در چند هفته اول پس از دوران کما هر جا می رفتم مردم طوری به من نگاه می کردند که گویی از قبر بلند شدم. مثلا یک بار پزشکی را دیدم که اولین روزی که مرا به بیمارستان بردند او هم آنجا بود. اگرچه او جزو به پزشکان معالجم نبود اما به خوبی از وضعیتم اطلاع داشت. او رو به من کرد و سوالی که به طور خلاصه در ذهن تمام جامعه پزشکی بود را از من پرسید. آیا تو خودت هستی؟ چطور ممکن است هنوز زنده باشی و سپس ادامه داد نکند تو برادر دوقلوی ایبن هستی من به طرفش رفتم لبخندی زدم و دستش را محکم فشردم که مطمئن شود واقعا خودم هستم اگرچه او به شوخی پرسید که آیا من برادر دوقلویی هم دارم یا نه اما در واقع به نکته مهمی اشاره کرد یعنی راستش را بخواهید من هنوز از هر لحاظ که تصور کنید دو نفر بودم و اگر قصدم همانطور که به پسرم گفته بودم استفاده از تجربه ام برای کمک به دیگران بود می بایست بتوانم آن دو نفر که یکی تجربه اندی داشت و دیگری که شناخت علمی داشت را با هم آشتی دهم یادم می آید که چندین سال قبل مادر یکی از بیمارانم به من تلفن زد من در آن موقع مشغول بررسی نقشه دیجیتال توموری بودم که همان روز می بایست آن را جراحی کنم خانومی که به من تلفن زد را سوزانا و شوهر مرحومش هم که قبلا بیمارم بود را جورج می نامم. جورج تومور مغزی داشت و با وجود تلاش ما حدود 18 ماه پس از تشخیص بیماریش درگذشت. حالا دختر سوزانا متاستاز مغزی داشت که در اثر سرطان سینه به آن مبتلا شده بود و احتمال اینکه بیشتر از چند ماه دیگر زنده بماند خیلی کم بود. وقت مناسبی برای صحبت تلفنی نبود. ذهنم کاملا روی تصویر دیجیتالی که جلویم قرار داشت متمرکز بود و اینکه چگونه باید تمام قسمت‌های آسیب دیده را بیرون بیاورم بدون آنکه به بافت‌ها و نسوج قسمت سالم مغز صدمه ای وارد شود. اما هر طور بود، صحبت با سوزانا را ادامه دادم چون می‌دانستم که او در فکرش دنبال چیزی هر چیزی است تا بتواند این موقعیت را تحمل کند. من همیشه عقیده داشتم که وقتی با کسی مواجه می‌شویم که زیر فشار یک بیماری مهلک است بهتر است این واقعیت تلخ را با ملایمت به او بگوییم. اگر به بیماری که مراحل آخر زندگی را میگذراند و برای رویارویی با مرگ دنبال راه حلی تصوری کمک نکنیم، مثل آن است که به بیماری که درد شدیدی دارد، قرص مسکن ندهیم. این بار بسیار سنگینی روی دوش او بود و من خودم را موظف میدانستم تا جایی که احتیاج داشت به حرفهایش گوش کنم. سوزانا گفت: دخترم کریستینا خواب عجیبی دیده است. پدرش به خواب او آمده و گفته که اصلا نگران بیماریش نباشد و همه چیز رو راه خواهد شد. صحبت های سوزانا برایم تازگی نداشت. این گونه حرفها را به دفعات از بیمارانم شنیده بودم. در چنین شرایطی ذهن افراد به هر چیزی متوسل می شود تا اندوه خود را تسکین دهد. در جواب سوزانا گفتم به نظر می آید که خواب خوبی دیده است. او ادامه داد جالب تر از همه این که پدرش در این خواب بلوز زردرنگی پوشیده بوده و کلاه نمدی هم روی سر داشته است. با تنز ملایه می گفتم خب سوزانا انگار در بهشت مقررات خاصی برای نحوه لباس پوشیدن وجود ندارد. سوزانا صحبتم را قطع کرد و ادامه داد نه اینطور نیست. من در اوایل آشناییمان من بلوز زردرنگی به جورج دادم و او دوست داشت آن را با کلاه نمدی که آن را هم من به او داده بودم بپوشد. متاسفانه وقتی به ماه اصل رفتیم بلوز و کلاه همراه چمدانمان گم شد او میدانست که من چقدر قیافه او را با آن پیراهند و کلاه دوست دارم اما هیچ وقت نتوانستیم آنها را جایگزین کنیم با حوصله به سوزانا گفتم خب من مطمئنم که کریستینا بارها داستانهای فوقالعادهای درباره آن بلوز و کلاه و دوران اول آشنایتان شنیده است سوزانا با خنده جواب داد نه جالب آن است که این موضوع راضی بود بین من و شوهرم چون میدانستیم اگر کسی دیگری آن را بشنود چقدر این موضوع مسخره به نظرش خواهد آمد ما هیچ وقت در این باره با کسی صحبت نکرده بودیم و کریستینا هم کلمه‌ای درباره آن بلوز و کلاه نشنیده بود حالا دخترم که از مردن وحشت داشت بعد از این خواب و شنیدن حرفهای پدرش دیگر هیچ نگرانی و واهمه ای در این مورد ندارد ضمن مطالعات اخیرم متوجه شده بودم که آنچه سوزانا می گفت صورتی از خوابهای تایید شده است که غالباً برای همه اتفاق میافتد اما در آن زمان که سوزانا با من صحبت کرد هنوز خودم اندی نداشتم بنابراین کاملا مطمئن بودم آنچه سوزانا میگوید تخیلات ناشی از غم و است در دوران حرفهای پزشکیم با بیماران بسیاری سر داشتم که در حال کما یا بیهوشی هنگام جراحی تجربیات غیرعادی داشتند وقتی آنها پیش من می آمدند، و مثل سوزانا تجربیاتشان را برایم تعریف می کردند دل سوزانه رفتار می کردم. چون میدانستم که آن صحنه ها واقعا رخ دادند اما فقط در ذهن آنها مغز پیچیده ترین و متغیر ترین عضو بدن ماست اگر کوچکترین چیزی آن را تحریک کند یا در میزان فشار اکسیژنی که لازم است به آن برسد تغییری حاصل شود واقعیت فرد صاحب آن مغز به کلی دگرگون می شود یا بهتر بگویم برداشت آن فرد از واقعیت خودش کاملا عوض خواهد شد. حالا تصور کنید که علاوه بر اینها بیماری دچار ضربه مغزی شود و یا تحت تاثیر داروهای متعددی باشد که معمولا به بیماران مبتلا به عوارض مغزی داده می شود. در چنین مواردی می توانید مطمئن باشید که بیمار بعد از بیرون آمدن از آن حالت و بازیافتن وضعیت طبیعیش خاطراتی را برایتان تعریف خواهد کرد که به نظرتان بسیار غیرعادی و عجیب خواهند آمد تا چه رسد به کسی که دچار عفونت باکتریایی مهلک و کم نظیری هم باشد و انواع داروها را هم به او داده باشند. در این گونه موارد هر چیزی ممکن است پیش بیاید. هر چیزی به جز تجربه فراواقعی که من در دوران کما داشتم. وقتی به صحبتهای سوزانا فکر کردم به این نتیجه رسیدم که او با صحبتهایش انتظار نداشته که من به او دلداری بدهم بلکه در واقع کوشش می کرده مرا آرام کند. اما من در آن روز نتوانسته بودم این واقعیت را درک کنم در آن موقع فکر می کردم اگر وانمود کنم که داستان او را باور کردم لطف بزرگی در حق او کردم اما واقعیت چیز دیگری بود حالا که آن گفتگو و دهها گفتگوی مشابه آن با افراد دیگر را به یاد می آورم، تازه متوجه می شوم که اگر بخواهم همکاران پزشکم را متقاعد کنم که تجربیاتم در دوران کما واقعی بودند چه طولانی در پیش دارم؟ فصل سی سه گروه من هنوز بر این باورم که معمای انسان دست کم گرفته شده است. به جهت تقلیل گرایی علمی، به جهت ادعاهای بی ثبات ماتریالیسم که مدعی آن است که به وسیله الگوهای فعالیتهای نورونها می تواند بالاخره جوابگوی تمام سوالات عوالم معنوی باشد. این نوع ادعاها می بایست در زمره خرافات بیپایه قرار گیرند. ما باید دریابیم که موجوداتی هستی معنوی، دارای روح، مقیم در عالم معنوی و در عین حال موجوداتی مادی، دارای جسم و مغز و مقیم در عالم مادی. سر جان اکلز 1903 تا 1997 در مورد اندی مردم به سه گروه پایه ای تقسیم می شوند. اول گروهی که آن را قبول دارند یا خودشان تجربه اندی داشتند یا پذیرفتن این موضوع برایشان آسان بوده است. دوم منکرهای واقعی مثل خود من در گذشته. جالب این است که افراد این گروه معمولا خودشان را منکر تصور نمی کنند. آنها واقعا می دانند که مغز منشأ آگاهی است و نمی وقتشان را برای تصورات بیهودهی از قبیل ذهن برای جسم تلف کنند. مگر آنکه بخواهند کسی را دلداری بدهند همانطور که من آن روز سعی می کردم سوزانا را دلداری دهم گروه سوم گروه میانی هستند این گروه شامل افراد مختلفی است که یا مطالبی درباره اندی ای اند زیرا این منابع فراوان شده و به راحتی در اختیار همگان قرار دارند یا دوست و آشنایی دارند که چون این تجربه ای داشته است این گروه سوم در واقع کسانی هستند که تجربه و سرگذشت من می تواند به آنها کمک کند. اخبار افرادی که تجربه اندی داشتهاند داشتند زندگی را کاملا متحول می کند. اما وقتی کسی که بالقوه آمادگی شنیدن مطالبی درباره اندی دارد از یک پزشک یا یک دانشمند در این باره سوال می کند این دو گروه در جامعه ما افراد موثقی محسوب می شوند که رسما می توانند درباره واقعی بودن یا نبودن موضوعی اظهار نظر کنند. متاسفانه آنها با ملایمت ولی قاطعانه به او میگویند که تمام تجربه های اندی ای وهمیات هستند و نه چیز دیگر. اندی ای ساخته و پرداخته مغزی است که هر طور شده میخواهد به حیات خود ادامه دهد. اما من که هم پزشکم و هم در حال کما تجربیاتی در این زمینه داشتم می توانم برداشت دیگری ارائه دهم. ضمناً هر چه بیشتر در این باره فکر می کنم بیشتر به این نتیجه می رسم که انجام این کار وظیفه من است. من به بررسی همه نظریاتی پرداختم که میدانم همکارانم و همچنین خودم در زمان قبل از کما برای توضیح آنچه برایم پیش آمد ارائه می دادیم. برای جزئیات بیشتر رجوع شود به خلاصه فرضیه های علم عصب در پیوست به در انتهای کتاب. آیا تجربه من عملکرد برنامه بدوی ساقه مغز برای رفع درد جانفرسا و کشنده بود؟ یعنی ترفند شبه که در پستانداران رده پایین تر دیده می شود. پانویس یک ترفند مرگ فیند دس رفتاری دفاعی که در بعضی از حیوانات در مواجهه با خطر یا واکنش در برخورد با چیزی مشاهده می شود. در این حالت حیوان حالت مرده به خود می گیرد. ادامه من توانستم این فرضیه را بلافاصله فاصله رد کنم. دلیلش هم این بود که هیچ احتمالی وجود نداشت که تجربیات من در دوران کما که از آن حد کیفیت بینایی و شنوایی واضح و روشن برخوردار بودند بتوانند از عملکرد آن قسمت از مغز باشند که در خزندگان هم مشترک است آیا تجربه من می توانست به یاد آوردن آشفتوار خاطرات از قسمت های عمقی سیستم لیمبیک باشد یعنی آن بخشی از مغز که درک هیجانات و عواطف را بر عهده دارد جواب این فرضیه هم منفی است چون بدون آنکه نئوکورتکس مغز فعال باشد آن قسمت های جانبی مغز نمی توانند هایی در آن حد روشن و منطقی که من تجربه کردم را به وجود آورده باشند آیا ممکن بود تجربیاتم تصورات هزیانگونه ای باشد که در اثر استفاده از تعداد زیاد داروهای گوناگونی که به من تزریق می ایجاد شده باشد این احتمال هم مردود است زیرا تمام این داروها نیاز به گیرندهای دارند که در نئوکورتکس موجود است در وضعیت من نئوکورتکس فعالی وجود نداشت که زمینه ی عمل کرده اثر آن داروها را فراهم کند. اثر مداخله در مرحله خواب REM چطور؟ پانویس دو خواب REM Rapid Eye Movement یک مرحله از خواب طبیعی است. ادامه این نام یک سندروم طبی است در مورد مرحله ای که انسان خواب می‌بیند که در آن های عصبی مثل سروتونین با گیرنده های برهمکنش بر همکنش انجام می دهند. متاسفانه باید بگویم که این حالت هم نمی تواند در مورد من درست باشد. مداخله در مرحله خواب آریم هم احتیاج به نئوکورتکس فعال دارد تا بتواند کار خود را انجام دهد که در آن زمان من فاقد آن بودم. غیر از همه اینها فرضیه دیگری هم وجود دارد مربوط به پدیده‌ای که به آن تخلیه دی میگویند تی می در این گونه موارد قده سنوبری در واکنش نسبت به خطری که مغز را تهدید می کند ماده موسوم به DMT یا دی متیل تریپتامین نیتروژن تولید می کند. ساختار DMT تقریبا مشابه سروتونین است و ممکن است منجر به حالت روانگردانی شدیدی بشود. البته من خودم هیچ گونه تجربه یا مطالعات خاصی درباره DMT نداشته و هنوز هم ندارم. اما با آنهایی هم که معتقدند این حالت می تواند منجر به تجربه حاد روانگردانی شدید شود، مخالفتی ندارم. شاید یکی از های واقعیش این باشد که بفهمیم مفهوم آگاهی و واقعیت چیست. اما این واقعیت هنوز وجود دارد که آن قسمت از مغز که DMT روی آن اثر میگذارد، یعنی نوکورتکس در مورد من اصلا کار نمی‌کرد تا تحت تاثیر قرار بگیرد. به این ترتیب، برای توضیح اینکه برای من چه اتفاقی رخ داده، و چه عواملی دستن در کار بودند، فرضیه تخلیه دی ام تی هم مثل سایر عوامل قابل توجیه به نظر نمی آید. البته مواد توهمزا روی نئوکورتکس اثر می گذارند، اما همانطور که قبلا هم مطرح شد، نئوکورتکس من در آن حالت قایب بود و کار نمی کرد. آخرین فرضیهی که بررسی کردم مربوط به پدیده راهندازی مجدد بود. این پدیده می تواند تجربه مرا به عنوان باقیمانده ای از مجموعی از خاطرات و افکار از همپاشیده توضیح دهد پیش از اینکه کورتکس به طور کامل از کار افتاده باشد. مثل حالت کامپیوتری که پس از یک بار از کار افتادن در موقعی که دوباره روشن می شود آنچه از قبل در حافظهش مانده را حفظ می کند و دوباره ارائه می دهد. مغز من هم ممکن است به بهترین نحوی که می توانسته تجربیات از همپاشیده مرا با آن مقدار اطلاعاتی که حفظ کرده بود دوباره ترمیم کرده باشد. اگر این حالت در مورد من صدق می کرد می بایست تجربیات در حال کمای مرا به عنوان قطعات پراکنده و نامربوط به همه خاطرات و افکار تلقی کرد قبل از آنکه کورتکس کاملا از کار بیفتد یعنی خاطراتی که به طور نامرتب دوباره به ذهنم راه یافته بودند این وضع وقتی می توانست اتفاق بیفتد که کورتکس پس از اینکه سیستم برای مدتی طولانی از کار افتاده باشد در نتیجه ابتلا به منژید دوباره آغاز به کار کند اما این وضعیت هم با توجه به ظرافت و برهم دقیق و صحیح خاطرات و توانایی بیان مستدل و منطقی آنها نمیتوانست عامل قانه ای باشد زیرا من شخصا طبیعت عامل زمان غیرخطی را در آن عالم معنوی عمیقا تجربه کردم حالا کاملا درک می کنم که چرا اغلب نوشتارهای مربوط به بود منوی تا این حد نامفهوم و از دیدگاه استانداردهای زمینی تا این اندازه نامعقول تلقی می شوند. در دنیاهای دیگر عامل زمان اصولاً به شیوهی مشابه این دنیا عمل نمی کند. در آن دنیاها سلسله مراتب و توالی وجود ندارد. در آنجا ممکن است یک لحظه مثل یک عمر و یک یا چندین زندگی مثل یک لحظه به نظر آید. هرچند چند عامل زمان در آن عالم معمولاً طبق موازین این دنیا عمل نمی کند، اما این بدین معنی نیست که آن را به هم ریخته محسوب کنیم. به همین جهت، خاطرات زمانی که در کما بودم بسیار معقول، منطقی و مرتب هستند. در تجربه هم، تنها لنگر ارتباط زمانی با زمین مربوط بود به تماسهای سوزان رینچس در چهار رومین و پنجمین شب دوران کما و همچنین پدیدار شدن آن شش چهره در انتهای سفرم. برقرار کردن هر گونه همزمانی زمانی, زمانی بین حوادثی که روی زمین اتفاق می افتاد و دوران سفر هفت روزم چطور بگویم کاملا تقریبی هستند. هرقدر بیشتر سعی می کردم از طریق متون به اصطلاح علمی که راجع به اندی وجود داشت آنها را توضیح دهم بیشتر متوجه سطحی بودن این توضیحات می شدم. همه چیز مثلا روشنی نامعمول بینش و شفافیت افکارم که به صورت جریان خالص مفاهیم بروز می کرد، دلالت بر سطح عملکرد بالاتر مغز میکرد. نه عمل کرده پایین تر. اما مغز بالاتر من در آن چند روز غایب بوده و نمی توانسته به آن شیوه عمل کند. هرقدر بیشتر توضیحات علمی درباره اندیای را مطالعه می کردم، از بی بودنشان متعجب تر می شدم. متاسفانه باید اقرار کنم که این توضیحات دقیقا همانهایی بودند که اگر کسی از من می خواست توضیحی درباره اندیای بدهم، من سابقم به آنها تحویل می داد. کسانی که پزشک نبودند نمی توانستند این چیزها را بدانند. آنچه برای من پیش آمد اگر برای هر کس دیگری اتفاق می افتاد، موضوع جالب و شنیدنی بود. اما اینکه برای من اتفاق افتاد خب چطور بگویم؟ گفتن این حرف که حتما به دلیل خاصی برای من پیش آمده حالت غرورآمیز دارد و برایم خوشایند نیست. هنوز آن دکتر قدیمی در من هست که بداند این حرف چقدر عجیب چقدر پر آب و تاب جلوه می کند. اما وقتی تمام جزئیات باور نکردنی را در کنار هم قرار می دهم و به خصوص با در نظر گرفتن اینکه بیماری مننجیت ایکولای بهترین نمونه از بیماری برای از کار افتادن کورتکس بود و من علا آن توانستم به طور کامل از مرگ تقریبا حتمی نجات پیدا کنم فکر می کنم باید این احتمال را واقعا جدی ترقی کنم که این وضعیت به دلیل خاصی برای من پیش آمده است. همین نتیجه گیری سبب شده که من در مورد بازگو کردن دقیق سرگذشتم احساس مسئولیت بیشتری کنم. من همیشه از اینکه از آخرین تحقیقات پزشکی حوزه فعالیتم با خبر بودم و خودم هم در افزودن مطالب با ارزشی که در اختیار داشتم همکاری می کردم بر خود می اینکه مرا با موشک به خارج از این دنیا و به دنیای دیگری پرتاب کردند خودش یک خبر بود. یک خبر پزشکی واقعی و حالا که دوباره به اینجا برگشتم نمی بایست ارزش آن را ناچیز تلقی کنم. از لحاظ علم پزشکی، مداوای کامل بیماریم پدیده ای کاملا غیر ممکن و معجزه پزشکی بود. اما داستان واقعی این است که در آن مدت کجا بودم؟ احساس می کنم که من نه تنها در مقام کسی که اهل علم است و احترام عمیقی برای روش علمی قائل است، همچنین در مقام یک شفابخش وظیفه دارم داستان خودم را تعریف کنم. داستانی واقعی که می تواند به اندازه ی هر دارو و درمان دیگری شفا بخش باشد. وقتی سوزانا با من تماس تلفنی گرفت، به خوبی این مطلب را می دانست. من هم وقتی از خانواده بیولوژیکیم با خبر شدم، این موضوع را تجربه کردم. آنچه برایم پیش آمد، خبر شفابخشی بود. من چه شفابخشی می توانم باشم اگر داستان خودم را با بقیه در میان نگذارم و آنها را هم در این دانستنیها ها سهیم نکنم. حدود دو سال بعد از آنکه از کما بیرون آمدم به دیدن دوست و همکار نزدیکی رفتم که ریاست بخش علوم عصب یکی از پیشرفت ترین مراکز دانشگاهی جهان را بر عهده دارد. چندین دهه بود که جان که اسم واقعی او نیست را می و او را انسانی واقعی و دانشمندی تراز اول تلقی می کردم. من برای جان بعضی از خاطرات مربوط به سفر معنویم در کمای عمیق را تعریف کردم. او از شنیدن آنها متعجب شده بود. البته نه به این دلیل که فکر میکرد من عقلم را از دست دادم، بلکه گویی توانسته بود معمایی را که در ذهنش بود حل کند. قضیه از این قرار است که حدود یک سال قبل پدرش مراحل آخر بیماری پنج ساله سختی را می و درد شدیدی داشت و حالت دمانس پیدا کرده بود و آرزوی مرگ داشت. پانویس 6. حالت دمانس دیمنشا جنون یا زوال عقل به علت بیماری مغز و از دست دادن توانایی های عقلی ادامه او در این حال خطاب به جان التماس می کند پسرم خواهش می کنم قرصی یا چیز دیگری به من بده که خلاص شوم دیگر تحمل این وضعیت را ندارم بعد از مدتی ناگهان پدرش با نیروی تازه‌ای به طوری که در دو سال بیماریش هیچگاه تا این حد از لحاظ ذهنی کاملا آگاه و سرحال نبوده است صحبت درباره برداشت‌های عمیق و عاقلانه ای از وقایع زندگی خودش و خانوادهش را آغاز می کند. نگاهش را به نقطه ای در هوا کنار تخت خوابش متمرکز می کند و شروع به صحبت می کند گویی کسی در آنجا نشسته است. جان که شاهد ماجرا بود و صحبت های پدرش را می شنید، متوجه می شود که حرف او خطاب به مادر خودش می باشد که حدود 65 سال پیش وقتی که پدر جان نوجوان بوده فوت کرده است. پدر جان هیچ وقت صحبت زیادی درباره مادرش نمی کرد اما حالا داشت با اشتیاق زیاد گفتگوی لذت بخشی را با مادرش ادامه میداد البته جان مادر بزرگش را نمیدید اما مطمئن بود که روح او در آنجا حاضر است و میخواهد به فرزندش به مناسبت ورود به خانه روحانیش خوشامد بگوید بعد از چند دقیقه پدر جان با تبسم و در صلح و آرامش حالتی که جان هیچ وقت در او مشاهده نکرده بود به او نگاه میکند جان به پدرش میگوید پدر بخواب راحت باش راحت پدرش چشمانش را میبندد و با همان حالت آرامش و خوشی گویی به خواب می رود. او به دنیای دیگر رفته بود برای جان تماس بین پدر و مادر بزرگ در گذشتهش واقعی بود ولی نمی توانست توجیهی برای آن پیدا کند او به عنوان یک پزشک می دانست که این اتفاقات غیر ممکن هستند افراد بسیار دیگری هم روشنی حضور ذهن قبل از مرگ را در افراد پیری مشاهده کردند که دچار اختلال مغزی ناشی از دمانس شدند. حالت مشابه آنچه جان در مورد پدرش دیده بود، پدیده‌ای که به آن هوشیاری نهایی می‌گویند. از دیدگاه علم عصب شناسی هیچ توضیح قانع کننده‌ای برای آن وجود ندارد. با شنیدن سرگذشت من، به نظر می‌رسید که جان مجوزی را که مدتها در انتظار آن بوده، به دست آورده است. مجوزی برای باور کردن چیزی که او به چشم خودش دیده بود و به او امکان میداد از این حقیقت عمیق و آرامش بخش مطلع شود خود ابدی معنوی ما واقعی تر از هر چیزی است که ما در قلمرو مادی درک می کنیم و ارتباطی الهی با عشق بیکران خالق به ما دارد فصل سی و دوم رفتن به کلیسا برای زندگی فقط دو روش وجود دارد یکی اینکه هیچ چیز را معجزه ندانیم دیگری آنکه همه چیز را معجزه بدانی آلبرت اینشتین 1879 تا 1955 من نتوانستم تا دسامبر 2008 رفتم به کلیسا را از سر بگیرم اما دومین یک شنبه قبل از کریسمس با تشویق حالی به کلیسا رفتیم و در مراسم ظهور شرکت کردیم پانویس یک ظهور ادونت مراسمی است که در نزد بسیاری از مسیحیان از چهار یکشنبه قبل از کریسمس شروع می شود در این چهار یکشنبه آنها با دعا، عبادت، روزه و توبه از کارهای ناپسند برای مراسم مربوط به میلاد حضرت مسیح خود را آماده می کنند ادامه من هنوز از لحاظ جسمی احساس ضعف می کردم و تعادل و وزن طبیعی خود را به دست نیاورده بودم من و حالی در ردیف جلو نشستیم مایکل سالیوان که مراسم آن روز را اجرا می کرد جلو آمد و از من پرسید که آیا مایلم دومین شمع مراسم ظهور را روشن کنم؟ من واقعا آمادگی آن را نداشتم اما احساس کردم که چیزی در من میگوید برو این کار را انجام بده از جایم بلند شدم نرده فلزی که در کنارم بود را گرفتم و با راحتی غیر منتظری رفتم و شم را روشن کردم هنوز خاطرات دوران خارج از جسم در ذهنم جا افتاده بودند اما آن روز در کلیسا جایی که قبلا به هر کجایش نگاه می کردم تأثیری روی من نمی گذاشت موسیقی که می شنیدم و هنری که می دیدم خاطرات تجربیاتم را به یادم می آورد تنین بم نوتهای سرود رنج دشوار قلم روی دیده کرم خاکی را به یادم می آورد شیشه های رنگی پنجره ها با نقش های ابرها و فرشتگان زیبایی ملکوتی دروازه را در خاطرم زنده می کرد. تابلوی شمایل حضرت مسیح با حواریون در شام آخر یادآور صمیمیت و همدلی هسته مرکزی بود وقتی به یاد سعادت آن عشق بیقید و شرطی که در آنجا درک کرده بودم افتادم از شوق به لرزه افتادم بالاخره در آن روز فهمیدم که مفهوم دین چیست یا لاعقل مفهوم آن چه باید باشد من دیگر فقط به خدا ایمان نداشتم بلکه خدا را می وقتی برای گرفتن اشای ربانی به نزدیک شمدان رسیدم اشک از گونه هایم سرازیر شد فصل سی و آگاهی اگر واقعا در جستجوی حقیقت هستید لازم است لاقل یک بار در زندگیتان تا آنجا که ممکن است به همه چیز شک کنید رنه دکارت 1596 تا 1650 تقریبا دو ماه طول کشید تا تمام معلومات مربوط به جراحی مغز و اصاب را دوباره به خاطر بیاورم حالا فعلا به این موضوع کاری نداریم که اصولا بازیافتن آن معلومات به خودی خود معجزه بزرگی بود تا به حال هنوز وضعیتی مشابه وضعیت من پیش نیامده که مغز برای مدت طولانی تحت حمله شدید باکتری گرام منفی کلای قرار بگیرد و سپس تمام توانایی های خود را به دست بیاورد. به هر حال وقتی آن معلومات را بازیافتم تازه با مشکل دیگری روبرو شدم. آنچه در طول قریب چهل سال تحصیل و کار حرفیم درباره مغز انسان، جهان هستی و آنچه واقعی است آموخته بودم با تجربیات هفت روزی که در کما بودم مقایر به نظر می رسید. روزی که به کما رفتم پزشکی لایک بودم که تمام دوران حرفیش را در برخی از معتبرترین مؤسسات علمی و تحقیقاتی جهان گذرانده بود تا ارتباط بین مغز انسان و آگاهی را درک کند. البته من منکر آگاهی نبودم، اما بیشتر از اغلب مردم معتقد بودم که آگاهی به هیچ وجه نمیتواند به طور مستقل وجود داشته باشد. در دهه 1920 فیزیکدان معروفی به نام ورنر هایزنبرگ و سایر پایه‌گذاران مکانیک کوانتوم موفق به کشف شگفت انگیزی شدند که حتی هنوز هم تمام ابعاد و کاربرد آن کاملا درک نشده است. هنگام مشاهده ذرات اولیه ساب اتمیک غیر ممکن است بتوانیم مشاهده کننده یعنی دانشمندی که مشغول آزمایش است را کاملا از آن چیزی که مشاهده می شود جدا کنیم. بدیهی است که در زندگی روزمره متوجه این موضوع نمی شویم. ما عالم را مکانی مملو از اشیاء مجزا از هم می‌بینیم. مثل میز، صندلی، مردم و کرات که گهگاهی با یکدیگر بر همکنش دارند ولی به هر حال ماهیت مجزای خود را حفظ می کنند. اما در سطح ذرات اولیه و کوچکتر از اتم جهان شامل اجسام مجزا نیست. در قلم روی خیلی خیلی کوچک هر شی در جهان مادی به نحوی جدا نشدنی با بقیه اشیا در ارتباط است. در واقع اشیا به طور مستقل وجود ندارند. آنچه وجود دارد ارتعاشات انرژی و ارتباطات بین آنهاست. این پدیده منجر به نتیجه می شود که می بایست برای همه واضح باشد. اگرچه عملا اینطور نیست. یعنی پی بردن به واقعیت اصلی جهان بدون در نظر گرفتن عامل آگاهی غیر ممکن است. آگاهی نه تنها نتیجه ناچیزی از فرایند جهان مادی نیست آنطور که قبل از تجربه هم فکر می کردم بلکه مفهومی کاملا واقعی و در حقیقت واقعیتر از تمام پدیده های مادی و به احتمال بسیار زیاد پایه و اساس همه ی آنهاست. هاست. اما هیچ یک از این بینش ها هنوز کاملا در برداشتی که علم از مفهوم واقعیت دارد وارد نشده است. خیلی از دانشمندان دستن در کار انجام این مهم هستند. اما هنوز نظریه همه چیز متحدی به دست نیامده که بتواند قوانین مکانیک کوانتوم را با نظریه نسبیت به نفی تلفیق کند که مقوله آگاهی را هم شامل شود. همه اشیای جهان مادی از اتم ساخته شدهاند. اتم ها هم شامل پروتون ها، الکترون ها و نوترون ها هستند. خود اینها هم آنطور که فیزیکدانان کشف کرده اند از ذرات دیگری تشکیل شده اند. این ذرات هم به نوبه خود از راستش را بخواهید فیزیکدانان هنوز درست نمی دانند از چه درست شده اند. اما یک چیز که ما قطعا درباره ذرات می دانیم این است که هر یک از آنها با ذرات دیگر جهان هستی ارتباط دارند. یعنی در عمیقترین سطوح همه با هم در ارتباطند. قبل از تجربه هم در عوالم دیگر از این نظریات جدید علمی اطلاع داشتم، اما نه به طور ملموس. دلیلش هم شاید این بود که در دنیایی که در آن زندگی و حرکت می کردم، دنیای اوتوموبیل ها، خانه ها، تخت های جراحی و بیمارانی که وضعیت آنها تا حدود زیادی بستگی به موفقیت من در جراحی آنها داشت، مفاهیمی از قبیل فیزیک ساب اتمیک از جایگاه خیلی بالایی برخوردار نبود. یعنی واقعی بودن یا نبودن آن تأثیر چندانی در واقعیت روزمره من نداشت. اما با ترک جسم فیزیکیم این واقعیت ها را مستقیما تجربه کردم. در حقیقت میتوانم به جرأت بگویم بدون آنکه خودم هم متوجه باشم در دروازه و در هسته مرکزی هم مشغول کار علمی بودم. آنچنان علمی که متکی بر مطمئن ترین و پیشرفته ترین ابزار تحقیقات علمی بود. آگاهی تام هرقدر بیشتر کاوش می کردم، بیشتر متقاعد می شدم که کشف من نه تنها جالب و شنیدنی است، بلکه علمی هم هست. در برخورد با مفهوم آگاهی، افراد به طور کلی دو دستند. یکی آنهایی که آن را بزرگترین معمایی می دانند که دانشمندان با آن روبرو هستند و گروه دیگر آنهایی که اصلا آن را مشکل خاصی محسوب نمی کنند. تعجب آور است که بسیاری از دانشمندان در گروه دوم قرار دارند. برای دانشمندان زیادی، شاید اغلبشان مفهوم آگاهی چندان اهمیتی ندارد تا مورد بررسی قرار گیرد، زیرا آن را حاصل فرایندهای مادی می دانند. بعضی از دانشمندان حتی از این هم فراتر می روند و می گویند که آگاهی پدیده ای است و واقعیت ندارد. البته خیلی از پیشروان رشته نوروساینس آگاهی و فلسفه ذهن نظرات دیگری دارند. در چند دهه گذشته آنها به مسئله دشوار خداگاهی واقف شدهاند. اگرچه طی چندین دهه نظرات زیادی در این باره ارائه شده بود، اما دیوید چالمرز در کتاب بسیار با ارزش خود تحت عنوان ذهن خداگاه که در سال 1996 منتشر شد، به تعریف و توضیح این مطلب پرداخت. مسئله این است که آیا اصولاً چیزی به اسم تجربه آگاه وجود دارد یا نه؟ که می توانیم آن را با سوالات زیر باز کنیم. آگاهی به چه نفع از عمل کرده مغز انسان ناشی می شود؟ آگاهی به چه نفع یا تا چه میزان به روش های رفتاری همراه با آن مربوط می شود؟ برداشت ما از جهان چگونه با جهان واقعی ارتباط دارد؟ حل این مسئله به قدری دشوار است که بعضی از متفکرین معتقدند که پاسخ را باید کاملا در خارج از محدوده علم جستجو کرد. اما اگر پاسخ خارج از مرزهای علم حاضر باشد بدین معنی نیست که پدیده آگاهی باید ناچیز و بی اهمیت تلقی شود بلکه حاکی از این است که مفهوم آگاهی تا چه حد نقش مهمی را در جهان هستی ایفا می کند. در طول 400 سال گذشته که پیشرفت روش های علمی فقط مبتنی به قلم روی مادی بوده مشکل بزرگی به وجود آمده است ما ارتباط با معمای عمیقی که در هسته مرکزی موجودیت نهفته است یعنی آگاهیمان را از دست داده ایم. آگاهی اگرچه به نامهای دیگری خوانده میشد و بر اساس جهان بینی های متفاوتی بیان میگشت، مفهومی کاملا شناخته شده بود و در مذاهب پیشین به آن توجه میشد. ولی در فرهنگ لایک غرب ما بیشتر و بیشتر شیفته قدرت علوم و تکنولوژی جدید شده ایم و توجه به کیفیت آگاهی ارزش و اعتبارش را از دست داده است. جهان در ازای استفاده از دستاوردهای تمدن غرب بهای گذافی پرداخته و آن بیتوجهی به اساسی ترین بخش هستیمان یعنی روح انسان است. جنبه های تأصف آبر تکنولوژی پیشرفته امروزی، جنگ، جنایت و خودکشی های بیشمار، فشارهای زندگی شهری، آشفتگی محیط زیست، تغییر و تحولات ناشی از تغییرات جوی، تضادهای مربوط به منابع اقتصادی به اندازه کافی ناخوشایند هستند. از همه بدتر اینکه تمرکز روزافزون بر پیشرفت در علم و تکنولوژی سبب یأس و نومیدی و از دست دادن شوق و شادی و درک مفهوم زندگی شده است به طوری که بسیاری از ما را از درک نقش زندگی زمینی در تصویر بزرگتر جهان هستی بی بهره کرده است ضمنا چون پاسخ به مفاهیم مربوط به روح زندگی پس از مرگ جسم بازگشت روح به زندگی خدا بهشت به و غیره از طریق ابزارهای علمی آسان نبود به غلط تصور میشد که این گونه مفاهیم واقعی نیستند. به همین ترتیب، پدیده دسترسی به آگاهی وسیتر، نظیر دیدن از راه دور، ادراک فراحسی، فراجنبشی، روشنبینی، تلپاتی و الهام از طریق ابزار و امکانات استاندارد علمی امکان پذیر نبوده است. مثلا، خود من قبل از کما در صحت این مطالب شک داشتم. شاید به این دلیل که در هیچ یک از این زمینه ها تجربه ای نداشتم. و چنین مفاهیمی با دیدگاه محدود و ساده بینانه علمیم قابل درک نبودند. بنابراین من هم مانند سایر شکاکان علمی حتی به خودم زحمت مطالعه و بررسی اطلاعات مربوط به این پدیده ها را نمی دادم. من تمامی اطلاعات مستند در این زمینه و حتی تهیه کنندگانشان را پیش داوری می کردم چون در میدان دید محدودم جایی برای چنین پدیده های وجود نداشت. آنهایی که با وجود مدارک، شواهد، قرائن فراوان و معتبر باز هم مدعی اند پدیده هایی که نشانگر وجود میدان آگاهی وسیع تری می باشند واقعی و مستدل نیستند آگاهانه خود را به ندانستن میزنند آنها معتقدند حقیقت را می دانند بدون آنکه احتیاج به بررسی اطلاعات موجود داشته باشند برای آنهایی که هنوز در دام شکاکی علمی گیر افتاده هند، من مطالعه کتاب ذهن تقلیل ناپذیر به سوی روانشناسی قرن 21 که در سال 2007 منتشر شد را پیشنهاد می کنم. در این کتاب دلایل مربوط به آگاهی خارج از جسم مادی با تجزیه و تحلیل دقیق علمی ارائه شده است. کتاب ذهن تقلیل ناپذیر کتاب راهنمایی است که توسط گروه مشهور و قابل اعتمادی گردآوری شده که در بخش مطالعات مربوط به جنبه های ادراکی وابسته به دانشگاه ویرجینیا کار می کنند. نویسندگان بررسی کاملی از داده های مربوط به این پدیده ها را ارائه دادهاند و نتیجه نهایی مستدل و انکارناپذیر این است. این پدیده ها واقعی و اگر می واقعیت موجودیت ما را درک کنیم لازم است به طبیعت آنها پی ببریم. ما با این طرز فکر اقوا شده ایم که جهانبینی علمی با سرعت به نظریه همه چیز تبدیل می شود. در چنین جهانبینی جایی برای مفاهیمی از قبیل روح بهشت یا خدا وجود ندارد سفر من در حالت کمای عمیق از قلمروی دنیای مادی زیرین به جایگاه رفیع خالق قادر مطلق نمایانگر شکاف و اختلاف عظیم و توصیف نشدنی بین دانش بشری و خرد و حکمت حاکم بر هیبت و شکوه قلمرو الهی بود هر یک از ما با مفهوم آگاهی بیش از هر چیز دیگری آشناییم اما هر چیز دیگری را در این دنیا بهتر از مکانیزم آگاهی میفهمیم. این موضوع آنقدر نزدیک به ما و جدا نشدنی از ماست که نمی توانیم آن را درک کنیم. هیچ چیز در مورد فیزیک جهان مادی، کوارکها، الکترونها، فوتونها، اتمها و غیره و به خصوص در مورد ساختار پیچیده مغز وجود ندارد که بتواند حتی ذرهای به درک مکانیزم آگاهی کمک کند. در حقیقت بزرگترین نشانه واقعیت قلمروی معنوی معمای شگفتانگیز وجود آگاهی است این مفهوم به مراتب شگفتانگیزتر از کشفیاتی است که فیزیکدانان یا دانشمندان مغز و اصاب قادر به انجام آنها بودند عدم موفقیت آنها در کشف این معما سبب شده که ارتباط بسیار نزدیک بین آگاهی و مکانیک کوانتوم و بنابراین واقعیت‌های مادی تا این حد مبهم باقی بماند برای مطالعه و بررسی دقیق و عمیق عالم هستی باید نقش اساسی آگاهی را در ترسیم واقعیت در نظر بگیریم. آزمایشات در زمینه مکانیک کوانتوم پیشگامان این رشته را دچار حیرت کرد و بسیاری از آنها ورنر هایزنبرگ، ولف پاولی، نیلز بور، اروین شرودینگر، سر جیمز جینز و بسیاری دیگر برای یافتن پاسخ قانع ای مجبور شدند که به جهانبینی عرفانی روی آورند. آنها متوجه شدند که نمیتوان آزمایش کننده را از آزمایش جدا کرد و توضیح مقوله واقعیت بدون آگاهی هم امکان پذیر نیست. آنچه من در آن عوالم کشف کردم، عظمت و پیچیدگی توصیف نشدنی عالم هستی بود و همچنین این نکته که آگاهی پایه و اساس هر چیزی است که وجود دارد. من آنچنان به آن قلم رو وصل بودم که تقریبا هیچ تمایزی بین من و عوالمی که از آنها عبور می کردن وجود نداشت. اگر بخواهم خلاصه مطلب را بیان کنم، باید بگویم اول اینکه جهان هستی به مراتب عظیمتر از آن است که با نگاه به بخشهای قابل رویت آن به نظر می رسد. البته این یک بینش انقلابی نیست چون حتی علم امروز هم به این نتیجه رسیده که 96 درصد از جهان هستی از ماده و انرژی تاریک تشکیل شده است. این پدیده تاریک چیست؟ هیچ کس هنوز نمی داند اما غیر عادی بودن تجربه من در این بود که با چه فوریت تکان دهنده توانستم به نقش اساسی آگاهی یا روح پی ببرم. پانویس 8 پدیده تاریک 70 درصد این پدیده ها از انرژی تاریک تشکیل شده یعنی اسرارآمیزترین عاملی که ستاره شناسان در اواسط دهه 1990 کشف کردند این کشف بر اساس دلایل انکارناپذیری در رابطه با سوپرنوای نوع که ای بود که نشان می‌دهد در 5 میلیارد سال گذشته انبساط کائنات شتاب گرفته و با شدت بیشتری ادامه دارد. 26 درصد دیگر آن ماده تاریک است که در چند دهه اخیر مورد بحث دانشمندان بوده و از گرانش بیش از حدی که در چرخش کهکشانها و بین توده های کهکشانی از طریق محاسبه نتیجه گرفته شده ناشی می شود. دانشمندان مدت که دستان در کار تعبیر این پدیده های تاریک هستند و فرضیه هایی را هم ارائه داده اند. ولی هرچه پیش برویم اسرار کائنات همچنان ادامه در که این مطلب در عوالم بالا تنها آشنایی با یک فرضیه نبود بلکه واقعیت شگفت انگیزی بود که من آن را بدون گذشت زمان حتی کمتر از یک لحظه درک کردم درست مثل تماس هوای بی نهایت سرد بر صورت دوم اینکه هر یک از ما به شیوه ثابت و پیچیده‌ای به یک جهان وسیع‌تر متصل هستیم. آنجا خانه واقعی ماست و این تصور که جهان مادی تنها چیزی است که اهمیت دارد، مثل این است که کسی خود را در گنجه کوچکی زندانی کند و تصور کند که بیرون از آنجا هیچ چیز وجود ندارد. سوم، قدرت بنیادین و مهم باور به ذهن ورای ماده است. پانویس نو ذهن و رای ماده mind over matter به این مفهوم نیست که ذهن قوی تر از جسم است بلکه به معنی کنترل روی ماده است مثلا نگه داشتن دست زیر آبداغ بدون احساس درد ادامه من در دوران تحصیل در رشته پزشکی همیشه از قدرت اثر پلاسبو متعجب بودم پانویس ده. پلاسبو دارونما شبه دارو ادامه بررسی های پزشکی نشان میداد که حداقل سی درصد از اثر شفابخشی دارو مربوط به باور بیمار به اثر آن داروست حتی اگر از ماده بی اثر ساخته شده باشد پزشکان به جای اینکه اهمیت قدرت باور و تأثیر آن در سلامتی را قبول کنند نیمه خالی لیوان را میدیدند و پلاسبو را مانعی در مداوای بیمار میدانستند درک نادرست ما از مفهوم فضا و مکان در بطن معمای مکانیک کوانتوم نهفته است. فاصله ما با مابقی جهان هستی یعنی قسمت اعظم آن چندان زیاد نیست. البته درست است که فضای فیزیکی کاملا واقعی به نظر می رسد اما ضمنا محدود هم هست. تمامی طول و ارتفاع جهان مادی در مقابل وسعت قلمرو معنوی که قلمرو آگاهی برخواسته از آن است که بعضیها آن را نیروی حیات می نامند بسیار ناچیز است. آن جهان عظیم به هیچ وجه دور از ما نیست در واقع درست در همین جاست همین جا که من نشستم و مشغول تایپ کردن این جمله هستم و یا آن جایی که شما نشسته اید و این مطلب را میخوانید در واقع تمامی این مکان ها از لحاظ فیزیکی با هم فاصله ندارند فقط در فرکانس دیگری هستند آن جهان هم همین الان در همین جاست اما ما از آن بیخبریم چون به طور کلی ما غالبا بر فرکانس هایی که آن جهان را نمایان می کنند بسته هستیم. ما در بودهای آشنای فضا و زمان به سر میبریم که مشمول محدودیت های خاص دستگاه حسی و میزان درکمان از قلمروی ذرات اولیه کوانتومی تا جهان اطرافمان می باشد. این ابعاد مادی اگرچه امکانات بسیاری را در اختیار ما قرار می دهند، اما دستیابی به بوتهای دیگر را امکان ناپذیر اند. یونانیان باستان مدتها قبل تمام این مطالب را کشف کرده بودند و من تازه داشتم همان واقعیتها را برای خودم کشف می کردم. دنیا آنچنان ساخته شده که برای درک هر یک از ابعاد و سطوح مختلف آن می بایست خودتان جزئی از آن بود بشوید. یا به عبارت دقیق تر باید محدوده درک خودتان از هویت آن قسمت از جهان هستی که در اختیار شماست ولی ممکن است از آن آگاهی نداشته باشید را باز کنید و از آن آگاه شوید عالم هستی آغاز و انتهایی ندارد و خدا هم در هر ذره آن حضور دارد در واقع آنچه که ما انسانها تا به حال در توصیف خدا و عوالم معنوی بالاتر گفته ایم شامل این بوده که بتوانیم آن مفاهیم را در حد درک خودمان پایین بیاوریم به جای آنکه میزان درک خود را به سطح آن عوالم برسانیم به عبارت دیگر ما با توصیف ناقص خود طبیعت شگفت آور آنها را خدشدار کرده ایم. با وجود اینکه عالم هستی آغاز و پایانی ندارد، اما نقاط ابتدا و انتهایی را نیز شامل می شود. هدف از این نقاط شاخص، فراهم آوردن امکان ایجاد موجودات و شرکت آنها در شکوه و عظمت الهی بوده است. نظریه بیگ بنگ برای خلق جهان یکی از همین نقاط شاخص خلقت بوده است. دیدگاه اوم از بیرون و محیط بر تمامی خلقت است که بالاتر از حتی بالاترین بودهایی است که من از دیدگاه خودم به آنها اشراف داشتم در آنجا دیدن مترادف با دانستن بود هیچ گونه تمایزی بین تجربه کردن چیزی با فهم آن وجود نداشت این نقل قول از انجیل که من کور بودم ولی اکنون می بینم حالا مفهوم جدیدی برایم پیدا کرده است حالا میفهمم که ما در زندگی زمینیمان تا چه حد در مورد کیفیت واقعی عوالم معنوی کور هستیم به خصوص افرادی مثل من که در گذشته ماده را هسته مرکزی واقعیت می پنداشتم و چیزهای دیگر فکر، آگاهی، ایدهها، ها، عواطف و روح را فقط حاصل برهمکنش ماده تصور میکردم این درک و بصیرت برایم بسیار الهام بخش بود چون به من امکان داد که ارزش و اهمیت فهم و درکی را که پس از ترک محدودیت های جسم و مغز مادی در انتظار ماست متوجه شوم. همیشه تصور می کردم واقعا هم همینطور است که تنز، خوشبینی و شفقت صفاتی هستند که ما انسانها آنها را ایجاد کرده ایم تا بتوانیم با این دنیای غالبا در داور و بیانصاف کنار بیاییم. اما این صفات علاوه بر تسکین هشداردهنده هم هستند. هرچند کوتاه و زود گذر اما بسیار مهم. در مورد این واقعیت که همه تقلاها و رنجهای ما در این دنیا هرچه باشند نمی توانند اثری بر روی آن جزء برتر و فناناپذیر وجود ما بگذارند. خنده و خوشبینی در اصل یادآور این واقعیت هند که ما زندانی های این دنیا نیستیم بلکه مسافرانی هستیم که از اینجا عبور می جنبه دیگر این خبر خوب این است که لازم نیست تقریبا در حال مرگ باشید تا بتوانید نگاهی به پشت پرده بیاندازید اما می بایست جستجویی بکنید. یادگیری مطالبی درباره آن عالم از طریق مطالعه کتاب ها و نمایش ها و غیره شروع مناسبی است اما نهایتا باید عمیقا در آگاهی خود فرو برویم و از طریق دعا یا مدیتیشن به آن حقایق دست یابیم مدیتیشن به شکل های متعدد و متفاوتی امکان پذیر است مفیدترین شیوه برای من بعد از بیرون آمدن از کما آن چیزی است که رابرت مونرو گذار مؤسسه مونرو در شهر فابر از ایالت ویرجینیا ارائه داده است. آزادی از هر گونه اعتقادات متعصبانه امتیاز بزرگ این مؤسسه است. مؤسسه مونرو بر این اعتقاد متمرکز است که میگوید من چیزی فراتر از جسم مادیم هستم. این باور ساده نتایج عمیق و وسیعی را به دنبال دارد. رابرت مونرو در دهه 1950 برنامه رادیویی موفقی را در شهر نیویورک تهیه کرد. ضمن بررسی استفاده از نوارهای صوتی ضبط شده در جهت کمک به خواب رفتن، به تجربیات خارج شدن از جسم دست یافت. در نهایت، چهل سال تحقیقات دقیق او به ایجاد روشی بسیار مفید برای بالا بردن کاربرد تحقیق در زمینه آگاهی بر مبنای تکنولوژی صوتی منجر شد. این روش که خود رابرت مونرو آن را تهیه و تکمیل کرد، به همیسینک معروف شده است. همیسینک با ایجاد آرامش میتواند میزان کارایی و هوشیاری ما را بالا ببرد. البته همیسینک کاربردهای های بیشتری هم دارد. مثلا میتواند با بالا بردن میزان آگاهی امکان دستیابی به حالات ادراکی دیگری از قبیل مدیتیشن عمیق و عوالم عرفانی را نیز فراهم آورد. همیسینک فیزیک هماهنگسازی امواج مغزی ارتباط آنها با روانشناسی آگاهی و رفتاری و همچنین فیزیولوژی پایه مغز زن و آگاهی را شامل می شود. همیسینک برای برانگیختن امواج مغزی هماهنگ از الگوهای خاص امواج صوتی استریوفونیک استفاده می کند که فرکانس های آن برای هر از گوشها کمی متفاوت تنظیم می شوند. این زربانهای های سمعی فرکانس های به صورت زربانهای های پی در پی در مغز ایجاد می کنند که معادل تفاوت بین دو فرکانس صوتی گوش چپ و راست می باشد. با استفاده از روش تنظیم زمانی بسیار دقیق ساقه مغزی که معمولا منشأ اسوات را در میدان افقی دور سرمان متمرکز می کند، این ضربانها ها می توانند سیستم فعال کننده مجاورشان را هماهنگ کنند و در مقاطع زمانی منظم سیگنال ها را به تلاموس و کورتکس برسانند تا آگاهی فعال شود. این سیگنال ها امواج مغزی همگامی در برد صوتی بین 1 تا 25 هرتز یا سیکل در ثانیه ایجاد می کنند که شامل محدوده مهم زیر 20 هرتز می باشد که حد پایین توانایی شنوایی معمولی انسان است. ارتباط این محدوده پایین با امواج مغزی در عرصه های دلتا، تتا و آلفا می باشد. دلتا فرکانس مغز در این حالت زیر 4 هرتز است که مربوط به خواب عمیق ولی بدون خواب دیدن است. تتا فرکانس مغز بین 4 تا 7 هرتز است که مربوط به حالات مدیتیشن عمیق و آرامش و خوابهای بدون حرکت سری چشم می باشد. و آلفا فرکانس مغز بین 7 تا 13 هرتز است که نمایانگر آر یا خواب دیدن و خواب آلودگی در حالت رخوت بین خواب و بیداری است. بعد از بیرون آمدن از کما که در جستجوی کسب درک بیشتری بودم متوجه شدم که همیسینک ممکن است بتواند از طریق ایجاد هماهنگی همه جانبه در فعالیت الکتریکی نوکورتکس نقش فیلتر کننده مغز فیزیکی را از کار بیاندازد. همانطور که شاید مننجیت با انجام چنین کاری دسترسی به آگاهی خارج از بدنم را سبب شد. من معتقدم که از طریق همیسینگ توانستم به قلمروی شبیه آن که در کمای عمیق تجربه کردم بازگردم ولی بدون اینکه بیماری مرگباری داشته باشم. اما همانند خوابهای پروازم در کودکی باید اجازه بدهم که در این مسافرت نیز تجربیات آنچنان که هست خودش پیش بیاید اگر زیاد فکر کنم فشار بیاورم و با اشتیاق بیش از حد بخواهم به نتیجه برسم امکان پذیر نخواهد بود اینکه متون دینی در توصیف صفات الهی گفتند او بر هر چیزی دانا و آگاه است حق مطلب را ادا می کند چون آن قدرت خلاقی که من در عوالم بالا دیدم را توان با مفاهیم محدود کلمات توصیف کرد. به نظرم آمد که شاید این که در بعضی از ادیان محدود کردن خدا به اسامی خاص یا به تصویر کشیدن پیامبران الهی من شده دلیل موجهی داشته است. زیرا پی بردن به حقیقت خدا به هیچ عنوان از طریق محدودیت زبانی یا تصویری بشری و مادام که ما در کره زمین هستیم امکان پذیر نیست. در آن عوالم میزان درک من هم فردی بود و هم کاملا با جهان هستی در هم آمیخته و یکی شده بود. تجربیاتم هم, گاهی محدود به خود من بود و گاهی آنچنان وسعت پیدا میکرد که گویی تمامی ابدیت را نیز شامل می شد. مرز نامشخص و تغییرپذیر آگاهی من و عوالم اطرافم آنچنان بود که گاهی احساس میکردم تبدیل به تمامی کائنات شدم. شاید بتوان مفهوم این حالت را به این شیوه نیز بیان کرد که در لحظاتی چنان احساس یگانگی با تمامی عالم هستی می کردم که گویی همیشه چنین هویتی داشتم ولی تا به حال از آن بیخبر بودم. من غالبا میزان آگاهیم در آن سطح عمیق را با تخم مرغ مقایسه می کنم. وقتی در هسته مرکزی بودم حتی زمانی که کاملا با آن گوی درخشان و آن جهانی که در بالاترین بودها بود یکی شده بودم و خودم را با خدا یکی احساس می کردم هنوز هم درک می کردم که آن خدایی که از ابتدا بوده و تا انتها هم خواهد بود در این قیاس به منزله پوست تخم مرغ است او بر تمامی آنچه که هست احاطه دارد همانطور که آگاهی ما جزئی از علم و آگاهی الهی است اما هیچ وقت آگاهی مخلوق توان تشخیص تمامیت آگاهی خالص الهی را نخواهد داشت به عبارت دیگر حتی زمانی که آگاهی من کاملا از جنس و مشابه با آگاهی عالم هستی شده بود درک می کردم که هیچ وقت نمی توانم با آن مبدع که همه چیز را ایجاد کرده یکی شوم. یعنی در عین وحدت و یکی بودن هنوز دوگانگی توصیف ناپذیری وجود داشت. شاید علت چنین دوگانگی فقط این باشد که می خواهیم آن آگاهی را به این عالم پایین سوق دهیم. من هیچگاه صدای عمر را مستقیما نشنیدم و چهره عمر را هم ندیدم. مثل این بود که عمر از طریق افکاری با من صحبت می کرد که به منزله دیوارهای موجی بود که از درون من رد می شود. همه چیز را در اطرافم به هیجان در می آورد و نشان می داد که در جهان هستی ساختاری عمیق و بنیادین وجود دارد. ساختاری که همه ما برای همیشه جزئی از آن هستیم ولی خودمان از آن آگاه نیستیم. آیا می توان گفت که مستقیما با خدا در ارتباط بودم؟ بله، حتماً. وقتی موضوع را این طور بیان می کنم غرورآمیز به گوش می رسد. اما وقتی این ارتباط در جریان بود احساس غروری در آن نبود. برعکس احساس می کردم مشغول کاری هستم که هر روحی هنگام خارج شدن از جسم می تواند همان را انجام دهد. کاری که همه ما حتی همین الان و در همین جا هم می با روش های مختلف دعا و مدیتیشن عمیق انجام دهیم. ارتباط با خدا ترین تجربه و در عین حال طبیعی ترین آنها هم هست چون خدا همیشه در درون ما حضور دارد او از همه چیز آگاه است و قادر به هر کاری است و ما را بدون هیچ قید و شرطی دوست دارد همه ما همچون یک واحد از طریق اتصال به خدا با یکدیگر متصلیم